مکزیک و ترکیه و کره و اینا خیلی معروفن تو صنعت سریال سازی و اینا، سوپ اپرا میسازن اینا. اصلا این کلاب هاوس های ما خودش از خودش صنعتی میشه قشنگ برای درام، اینکه این مزدور فلانی امنیتی فلانی فلانه، بعد یه خورده گوش میدیم میگه که خب حالا بذار ببینم سنداشون چیه، بعد یه چیزایی رو میکنن که مثلا واقعا فقط باید با تخمه نشست گوش داد یا پاپ کورن. خیلی خیلی جالبه یعنی، و در این حال که این دعواها داره اینجوری متاسفانه هی ریشه و ریشه تر میشه و همه دارن در مقابل همدیگه قرار میگیرن، چه حالا تو خیابون تو ایران چه مجازی توی بین اپوزیسیون، مردم ایران هم دارن فقیر و فقیرتر میشن زیر بار تحریم. یعنی اصلا یه ترکیب عجیبیه که اصلا حواسمون نیست و کشتی رو داره واقعا غرق میکنه. حالا ما جلسه پیش تاپیکمون این بود که موانع گفتگو و در واقع علت واگرایی چیه. این هفته میخوایم یه مقدار پازیتیف صحبت کنیم با دید در واقع اثباتی. قبل از اینکه برگردی به اون جنجال ها، نظرت راجع به راه های گفت و شنید مؤثر و ایجاد فرصت های همگرایی حتما بگو و بعد برو. حتما من الان نه یه دقیقه صبر کن همه بیان، چون ما تازه شیر کردیم، من هم چند نفر دیگه هم شیر کردم. من یه لینکی رو میذارم این بالا فقط به انگلیسیه، چون من اینو دارم ترجمه میکنم برای یه گروه واتساپی هستش که همه هستیم از بچهای متفاوت و طرز فکر متفاوت. اونجا هم همه میخوان همدیگر بزنن زمین، یعنی مچگیریه قشنگ، دیالکتیک نیست که مثلا منا بگه مثلا، حالا مثلا من منظورم از دیالکتیک اینه، مثلا منا بگه آسمون آبیه، بعد من بگم که آره آسمون آبیه و توشم ابرای سفیدن، پس آسمون ترکیبی از آبی و سفیده، و بعد من و منا با همدیگه از این گفتگو خارج میشیم در حالی که هر دومون یه چیزی به دانشمون اضافه شده، درسته؟ یعنی این گفتگوی سنتز آخرش میشه که آقا منا یه دیتا میگه، من حالا حرف منا رو یه ذره پیچیده تر میکنم، یه ذره مثلا کامپلیکیتش میکنم، بعد اون وقت هر دوی ما با سوادتر میریم بیرون. همچین چیزی نیست، یعنی فقط این میخواد اونو بزنه، این اونو میزنه، بعد این تیکه میندازه، اون زخم زبون میزنه. بعد نوشتم هم یه جا توی مثلا میذارن مطمئنم خوب شستش گذاشتش کنار، اصلا هدف واقعا نمیفهمیم که خروس جنگی بازی واقعا نیست. حالا جالبیش اینه که رو ابرا تو کلاب هاوس ملت راه میرن، و در حالی که میگم ایران واقعا اثرات این بلبشویی که درست شده رو مردم با در حال بیارزش تر شدن ذخایرشون حقوقای بازنشستگیشون اینا میگه، خلاصه خیلی تلخه که همچیزی، ولی من این لینکو میذارم اینجا براتون. مرسی. و بفرمایید. من میخواستم سلام کنم اون موقع به هم نسیم جان که اومدن لطف کردن، هم آروین هم آسوده جان که تشریف بردن. خیلی از همین الان صحبت شروع شد و دارم استفاده میکنم. همه میخواستم سلام کنم و میخواستم بگم که خیلی جالبه این بالا نوشتیم که راه های گفت و شنید شنید مؤثر، و داشتم فکر میکردم که شاید بهتر بود مینوشتیم راه های شنید و گفت، یعنی شاید واسه این که یک در واقع مکالمه درستی داشته باشیم و به یه جایی برسیم، اول باید بشنویم بعد بگیم. و توی و خیلی هم این فکر کنم توی فرهنگ ما هم از قدیم گفته شده که خب ما دو تا گوش داریم یه دهن داریم، دو برابر اون چیزی که میگیم باید بشنویم. ولی خب همونطور که نسیم گفت، همه با یک مقدار زیادی پیش داوری و یه سری انگی که همینجور تو دست و بالشون هست میان و قبل از اینکه بشنون شروع میکنن به این فضا رو بیشتر خراب کردن. بیشتر من البته میخواستم الان سلام کنم خدمتتون. بله، منم سلام میکنم خدمت آسوده خانوم و آقای تبریزی و آقای ابی که به جمع ما پیوستن و دوستان دیگه که پایین هستن. نسیم صحبتی که میکرد میخواستم اینو بگم که
در واقع یه اینتروداکشن خوب میشه. یکی از راه های گفت و شنیدی که الان از گفته خانم دکتر نوروزی ما برداشت میکنیم اینه که اگر که مردم دنبال این باشن که از این گفت و شنید دنبال این باشن که از اون چیزی که بلدن به یه چیز بیشتری از اون چیزی که بلدن، این مثال آسمون و آسمون ابری و سنتزش اینه به ما میگه که اگه این دو نفر دنبال این باشن که خب اون که میدونه تو آسمون ابره، اون یکی هم که میدونه آسمون آبیه، دوتایی به هم گوش کنن میفهمن که آسمون آبی ابریه، یه قدم بالاتر رفتن. اگه هدف همه این باشه این اینتروداکشن خوبی میشه برای این جلسه امروزمون. دقیقا، یعنی من فکر کنم که یکی از مشکلهای بزرگ آقای دکتر اینه که خود من همین مشکل هیچ وقت دیالکتیک رو کسی توضیح نمیده، همش فقط به عنوان یه سمارت ورد ازش استفاده میکنم. سلام دوباره مونا، سلام میکنم بهت. و یه بار بود من یه چکیده یه مقاله رو دادم به یکی از این فیلسوفای خیلی بزرگ که رئیس سابق انجمن جان دیوی بود. بعد حالا نکته هم که بود که اون مقاله که من قرار بود ارائه بدم کاملا حرف های اون فیلسوف رو نقض میکرد در مورد صحبت، و من وقتی واسش فرستادم اینو جوابش برای من این بود که عالیه، فوق العاده است، به این میگن فکر دیالکتیک، که من و تو از این گفت و شنید یه رشدی با هم دیگه داشته باشیم. و اگر هم دقیقا حرف من هم درسته، اگر هم من نمیشنیدم حرف اون رو با این good faith واقعا که حرف تو رو بشنوم ببینم چی میگی، یعنی این مسئله صداقت توی شنیدن که تو بشنوی نه برای اینکه بزنی طرف رو، برای اینکه رشد کنی آخرش، یعنی هدفش رشد باشه، اگه منم نمیشنیدم منم نمیتونستم جواب خوبی بدم، اما دوتایی نمیتونستیم به قول شما این آسمون ابری آویه رو بگیم. یعنی این فکر dialectical thinking وقتی که من همیشه آدم ها میگن dialectic، میگن من نمیدونم دقیقا منظورتون چیه، ولی اون چیزی که خودم دوست دارم و پروسه محبوبم هست اینه که هر چیزی که دیتایی که بین ماها رد و بدل میشه، حتی اگر مخالف هم باشیم، یه هدف داره و اون هدف اینه که نقطه‌ای که بهش میرسیم نقطه‌ای باشه که از وقتی اول مکالمه شروع کردیم کامل‌تر بکنه و کامل‌تر باشیم. و خب اصلا این قضیه که بین ایرانی‌ها که اصلا وجود نداره، یعنی اصلا وجود خارجی همچین مسئله نداره، یا همه با هم موافقن و هی تو اون موافق بودن رادیکال‌تر میشن و هی از هم دیگه درود به شرفت میگیرن، یا اینکه به هم دیگه فحش میدن. این نکته رو بگم چون خیلی مهمه. مونا یه چیزی رو اشاره کرد، فرهنگ ما اینو میگه مونا که ما دوتا گوش داریم و یه دهن، ولی اصلا پابند بهش نیستیم، در حالی که خیلی نکته مهمیه. کلا هم اصلا موو مهمی توی فکر آکادمیک همیشه اینه که اول بخون ببین چی گفتن کامل، بعدن نظر خودت بده. ما همه با نظر شروع میکنیم، یعنی چیزه. و همیشه من میگم اینو، میگم مهم اصلا مهم نیست تو میخوای منو بزنی، میخوای منو بکوبی، میخوای فوش بدی، نه، خودت بدون اینکه یک ذره رشد بکنی از این گفتگو بیرون میری، و این بزرگترین خسارتیه که یه نفر میتونه برای ذهنش برمغان بیاره، و این بزرگترین خسارتیه که میتونه به اسم دستاورد جا بزنه، بگه خوب شستیش گذاشتش کنار. نه، تو باید بگی من چی یاد گرفتم از این مکالمه با کسی مخالفم بوده. و میگم این وسط هم شما نگاه میکنید یه نفر یک اتفاق ناگواری توی ایران افتاد سر مهسا امینی، هر کسی هر آینده‌ای که دوست داشت و برای ایران شروع کرد ترسیم کردن و ازش دفاع کردن و دیگری رو تخریب کردن. من برای همین میگم داشتم این اتاق گوش میدادم، مثل این سوپ آپراهای خیلی دراماتیک بود که اصلا بازجویی، تفتیش، تو گفتی فلان، به قرآن من تا حالا یک کلمه پشت سر شخص دادم، نظافه اینم خدا، 8 ساعت صحبت و آخرش هیچی که هیچی. یعنی اگر که سکوت کرده بودیم تو اون مدت آدم چیز بیشتری یاد گرفته بود. من دیگه صحبت نمی کنم، وقتتو نمیگم، یه چیزی رو میدم آقای دکتر بذارن اون بالا در مورد این چیز، فقط به انگلیسیه. ممنون. من آروین رو که مادریتورمون معمولا خواهد بود مادریتور کردم، اگر دوستان دیگه هم دوست دارن مادریتور باشن
ما مادریتورا رو محدود نگه میداریم تا مسئولیت در اداره جلسه مشخص باشه. اگر که دوست دارین که مادریتور باشین بگین و ولی وگرنه ما به طور اتوماتیک کسی رو مادریتور نمی کنیم. من یه اینتروداکشن میگم و دیگه جلسه رو به آروین ادارهش رو می سپارم. این جلسات یه سه شنبه در میان رو کنگره ایرانیان کانادا برگزار میکنه و هدف ما این هستش که گفتگو در جهت بهبود وضع ایرانیان به خصوص ایرانیان در کانادا در این جلسات صورت بگیره. دوباره یه هفته در میانم اعضای هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا جلساتی رو برگزار میکنن که تو اون نظرات شخصیشون رو میگن و راجب هر چیزی میتونن هر نظری رو بگن، ولی توی این جلسات هدفمون بیشتر این هستش که در چارچوب اهداف کنگره صحبت بکنیم و یکی از اهداف کنگره ایجاد هماهنگی و سینرژی برای جامعه ایرانی کانادایی هستش. البته از همه دوستان دیگه که در واقع ساکن کانادا هم نیستن یا کانادایی ساکن ایران هم نیستن، ولی به گفتگو در بین ایرانیان و به اینکه در واقع مهاجرین ایرانی موفق باشن علاقمند هستن و میخوان کانتریبیوشنی داشته باشن، نظرشون رو به ما بگن، استقبال میکنیم که به ما بپیوندن. تایاز هم الان به جمع ما پیوست. از اعضای هیئت مدیره کنونی کنگره بنده و مونا خانم و آسوده خانم اینجا هستیم و راحل خانم هم بنا بوده که به ما بپیوندن، هنوز نیومدن و ایشون بنا بود که در واقع سخنهای اوپنینگ ریمارکس رو در مورد راه‌های بهبود و مؤثر شدن گفت و شنید ارائه بکنن. حالا بعدن هم اگر اومدن ما در هر صورت ازشون استفاده خواهیم کرد. الان من دیدم که آیه دکتر تفریشی هم که در این زمینه ها صاحب نظر هستن تشریف دارن، ازشون دعوت میکنیم که نظراتشون رو در مورد این تاپیک مطرح بکنن. گفت و جلسه قبلی ما راجع به موانع گفتگو بود تیترش رو، که بعد بر اساس فیدبکی که تایاز به خوبی جلسه قبل ارائه کرد کردیمش گفت و شنید، که شنید اون قسمتی است که بیشتر نیاز داریم و الان میخوایم ببینیم که حالا جلسه قبل راجع به موانع صحبت کردیم، این دفعه راهنمایی ها و راههایی که به نظرتون میاد و به نظر دوستان میاد که به عنوان یک مجموعه از راهکارها برای اینکه ما بتونیم چه کار بکنیم تا گفت و شنید مؤثر در بین ایرانیان شکل بگیره و این در واقع باعث بشه که تا فرصتهایی برای همگرایی بیشتر به وجود بیاد و باعث بهبود وضع همه جانبه ایرانیان بشه. من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم. از هر کدوم از دوستان که مایل هستن دعوت میکنم که صحبت رو شروع کنن و آروین هم کنترل رو به دست بگیره. بسیار بسیار ممنون آقای دکتر قاسمی نژاد. ضمن خیر مقدم مجدد به همه دوستان، خانم مونا خانم برقی شما بفرمایید آغازگر صحبت باشیم تا من دعوت فرستادم خدمت آقای دکتر تفریشی اگر علاقه من بودن که فکر میکنم صبح زودشون باشه، ولی به هر حال اگر در بحث تمایلی داشتن خوشحال میشیم که از نقطه نظرهایشون هم استفاده کنیم. خانم برقی بفرمایید، خواهش میکنه. من دوباره سلام میکنم خدمت همه دوستان و ممنونم آروین جان که به من فرصت صحبت دادین. من همونطور که چند دقیقه پیش موقعی که نسیم جان بودن گفتم، داشتم فکر میکردم که خب همیشه همه جا میگیم گفتگو یا گفت و شنید، ولی شاید بهتر باشه که بیشتر شنید، چون بعضی وقتا و برای خود من واقعا این موضوع خیلی پیش اومده، بعضی وقتا اون لحظه‌ای که این اتفاق داره میفته مچ خودم رو میگیرم، بعضی وقتا بعدش مچ خودم رو میگیرم که با یه سری پیش‌فرض‌ها آدم میاد جلو، به خصوص
تو شرایطی که اوضاع مملکت خیلی ملتهب هستش و هر کسی یه برداشتی داره. خیلی از آدمایی که الان اینجا توی این، یعنی تقریبا میتونم بگم همه آدمایی که توی این جمع هستن و خیلی از آدمایی که جاهای دیگه هستن، ایرانی هستن، دلشون برای ایران میتپه، دلشون میخواد یه کاری بکنن، اما خب هر کسی یک از یه جایی داره میاد، یعنی یک دغدغه‌ای شاید داره، شاید دغدغه‌ها با هم فرق میکنن، دانش آدم‌ها با هم متفاوته، تجربه هاشون متفاوته و همه اینا باعث میشه که به یه سمت و سوی خاصی بخوان ماجرا رو بکشونن و با این همه در واقع تشتت آرا و افکار و راه‌های مختلفی که وجود داره، چطور میشه به همگرایی رسید، چطور میشه به اون اصل موضوع که رسیدن به یک نقطه مشترکی هست، چطور میشه به این رسید. و به نظرم این گوش کردن مفید، یعنی این که ما واقعا اینجوری گوش کنیم که و تصورمون این باشه که این آدمی که داره صحبت میکنه نیتش درسته، نیتش خیره و میخواد که به یک نتیجه درستی برسه. پیش‌داوری ها رو یه ذره کنار بذاریم، بتونیم با یک ذهن بازتری همدیگر رو بشنویم و بعد همونجور که نسیم جان هم اشاره کردن، اون وقت بتونیم به این مطلبی که شنیدیم یه مطلبی اضافه کنیم. خب این در واقع این فکر میکنم یک نشانه رشد اجتماعی هست که آدم ها بتونن با هم دیگه درست صحبت کنن. و میگم این اتفاقیه که همیشه هم نمیفته و این از زمانی که آدم ها خیلی تحت فشار هستن، استرس هستن، نگران هستن، ممکنه که روی رفتارشون، روی طرز صحبتشون، روی طرز شنیدنشون تأثیر بذاره. اصلا ممکنه که حتی نشنون، یعنی فقط منتظر این باشن که یه نفری زودتر صحبتش تموم بشه و اونا دارن تو فکر خودشون دنبال جواب میگردن برای اون چیزایی که به تصور خودشون باید بگن. حالا منم نمیخوام واقعا، برای اینکه من خودم رو اینجا کسی میدونم که دلش میخواد بیشتر بشنوه از اساتیدی که اینجا هستن و تجربه دارن و واقعا چه چیزی بهتر از این که ما بشنویم، 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 بدونیم که جامعه ایرانی چی میخواد، ما میخواییم برای این جامعه چی کار کنیم. و این واقعا یه فرصتیه، این کلاب هاوس یه فرصتیه برای ما که بیشتر شنونده باشیم. من دوست دارم که بیشتر شنونده باشم و دوستان دیگه مثل آقای تایاز، آسوده جان، آقای تفرشی، من خیلی خوشحال شدم که تشریف آوردن، ولی مثل این که تشریف بردن، چون ایشونم من مطالبشون رو دنبال میکنم و خیلی خوشحال میشم که صحبتهای ایشون رو بشنوم. برای همین من میکروفونم رو میبندم ولی در خدمتون هستم اینجا. امیدوارم که امروز بتونیم یک جلسه خیلی خوبی داشته باشیم. ممنونم سرگر خانم برقید. آره آقای تفرشی پیام دادن که ظاهرا خیلی دیر وقت هست و دیگه نتونستم بیشتر از این باشم، ما هم در خدمتشون باشیم. این مطلبی که گفتید خیلی مطلب خوب برای خود من بارهای بار پیش اومده، بدون اینکه شاید واقعا به نقطه پایان صحبت‌های طرف مقابلم برسم، دنبال جواب برای شاید مباحث قبلی گشتم. این چیز جالبی بود که فرمودین. خانم آسوده بفرمایید، شما رو میشنویم. سلام خدمتون دارم. البته راحله جون قرار بود که یک پیشگفتاری داشته باشن، اگر که میخوان شروع کنن بعدش من در خدمتتونم، اگر که یکم زمان احتیاج دارن منم چند کلمه دارم. نمیدونم. خواهش میکنم خانم دکتر تارانی که خودشون صاحب اختیارن. ببخشید
اگر آسوده جان، خانم دکتر تانی پیام دادن گفتن که یه نیم ساعت دیگه میرسن، فکر کنم تو پس جلسه هستن، شما بفرمایید. خواهش میکنم. اولا یه خبر خوشی که دارم اینه که فکر کنم شاید جلسات ما یک اثر خوبی داشته. یکی از اون، من اسم نمیبرم الانم تو جلسه هستن، به من عصری زنگ زدن و گفتن که یکی از دوستانی که خیلی انتقاد میکنن معمولا تماس گرفتن و ایشون باشون صحبت کردن و ایشون گفتن که چرا اینقدر به این شکل به اصطلاح انتقاد میکنید، خب بیاید بگید که چه خواستایی دارین و ما ببینیم که چجوری میتونیم به همدیگه نزدیک بشیم. و ایشون هم قبول کردن و من گفتم که ایمیل بزنم به آقای قاسمی نژاد که ما این صحبت رو با منتقدین سرسختمون شروع کنیم. یک چیز خیلی مثبتی من میبینم، شاید این نتیجه بحث گذشتم باشه. در صورت یک مسئله که به نظر من میاد اینه که یکی از گوش میکردم به پادکستی به یکی از استادان میگفتش که آگاهی آدم ها تجربیات زندگیش درست میکنه و اگه قبول داشته باشیم که تجربیات زندگی آدم ها متفاوته، پس بنابراین آگاهی متفاوتی هم دارن و ما معمولا اوربیت های مدارای فکریمون با آدمایی که تجربیات زندگیشون فرق مدار زندگیشون فرق میکنه متفاوته. باید دید که این مدارا کجا یه چیز مشترکی پیدا میکنن. وقتی که اصلا در یه جای دیگه با یه تجربیات دیگه بزرگ میشیم و مسائل با یه عینک دیگه داریم نگاه میکنیم، طبیعیه که وقتی یه کس دیگه ای که توی مدار دیگه صحبت میکنه اصلا به نظر ما میاد که ممکنه چقدر پرت و پلا میگه، چطوری به این مسئله اعتقاد داره و کاملا در یه فضای دیگه، چون ما تو فضای خودمون داریم، تو بابل خودمون هستیم، اون شخص های آدم یک گروه های دیگه هم توی بابل های خودشون هستن و اموشنال شد، این احساساتی شدن باعث میشه که این یکی از ابزارهای دفاعی آدم هستش که به اصطلاح فریاد میزنه، یه مقدار پرخاشگر میشه و دیگه بستگی به تجربیات زندگیشو اون به اصطلاح زخمایی که و دردایی که کشیده و اینا، آدما دی ان ایشون فرق میکنه، بعضیا خیلی مثلا نیش و کنایه ممکنه بزنن، بعضیا ممکنه که فحاشی کنن، بعضیا ممکنه مشت لگد و اینا استفاده بکنن، ولی اینا ابزارهای دفاعیه. وقتی آدم از این ابزارها استفاده میکنه که به اصطلاح احساس ناامنی میکنه، احساس میکنه که احساس ضعف میکنه، در واقع میخواد با اون پرخاشگری اون ضعف خودش رو، حالا چه از این ضعف در رابطه با ناتوانیش باشه، این ناتوانی میتونه یه ناتوانی حتی به اصطلاح دانشی هم باشه، یعنی مثلا با یه کسی صحبت میکنه میبینه که اون آدم خیلی مطالعهش زیاده، احساسش اینه، با تجربیات زندگیش احساس میکنه اون غلط حرف داره میزنه ولی نمیتونه به اصطلاح با دلیل و برهان به اون بگه که تو مثلا اشتباه میکنی، شروع میکنه این ضعفش رو با پرخاشگری و فحاشی و اینا سعی میکنه یه وسیله میشه براش که بجنگه. یکی از اگر آدم به نظر من میاد همیشه آدمایی توی این گفت و شنید یا شنید و گفت ها به قول دوست عزیزمون موفق ترن که بتونن احساسات خودشون رو کنترل کنن و اون
همیشه ما توی بیزینس وقتی اتفاقی میافته، من چون خودم بیزینس دارم، یعنی وقتی ایموشنال هم هیچ وقت نباید توی مدیریت و اینا هیچ وقت نباید تصمیم بگیری، برای اینکه قطعا آدم پشیمون میشه و زمانی شروع بکنه به که یک کمی اون غلیان احساساتش خاموش شده باشه و بتونه مسائل سیاه و سفید نبینه و یه مقداری هم بگه که بابا این آدمی که هستش شاید در یه جایی یک مسائلی برای شوخ پیش اومده که اینو به اون را کشونده. من یه تجربه زندگیم در یه دورانی بودم که با یه سری از آدمایی در تماس بودم که الان جاهای مختلف به یک سری مسئولیت‌های بزرگی دارن و دانشگاه که می رفتم مثلا دو کلاس بالاترم یک کسی بود که الان مثلا سرگروه یک گروهیه که خیلی چیزن و آدم یه مقدار میدونه که این از کجا بلند شده. پس بر این وقتی که میشینه با یه آدمی صحبت میکنه که خیلی عقایدش باهاش متفاوته، اگه آدم بتونه احساساتش رو یه کمی کنترل کنه و زیاد به سلام تصمیم گیریاش و صحبت کردنش در زمانی که احساساتش خیلی غلیظه انجام نده، شاید بتونه که توی گفت و شنید ها یک کمی به اصطلاح موفق تر باشه. من دیگه گفتگو رو میذارم و میدم به دوست بعدی که حرفی دارن. ممنونم آسوده عزیز. تایاز جان شما رو بشنویم. سلام خدمت همه دوستان، ممنون که دعوت کردید. صدای من خوب داری؟ بله بله بسیار خوب، بفرمایید. خیلی ممنون، مرسی دعوت کردین آقای دکتر قاسم نژاد. خوشحالم دوباره میشنوم صداتون رو، میبینم صحبت میکنم با اتون خانم برقی عزیز و دیگه دوستان. لطف هم داشت دو من اسم من آوردی، ممنونم ازتون. من یکی دو تا چیز به ذهنم میرسه راجع به تاپیکتون، میتونم راجعش صحبت بکنم. حالا اگه طولانی شد دیگه بگید ببخشید. من چیزایی که داشتم به نظرم راجع به این بحث همگرایی به ذهنم میرسه خواستم بگم. قبلش یه چیزی بگم، من چون دفعه قبلی که صحبت کردم آقای دکتر تشریف داشتن، نمیدونم بقیه دوستان بودن یا نه، راجع به این انواع گفتگو صحبت کردم و گفتم سه مدل به لحاظ فرم استدلال، فرم گفتگو خیلی مهمه بهش توجه بکنیم. سه مدل گفتگو وجود داره، سه فرم گفتگو وجود داره، ولی حقیقتاً رفتم به اون سورسی که داشتم، سورسم هم آقای حامد قدیریه که پادکست و لوگوس رو میشه، مدرس فلسفه است. در واقع پنج تاست، خواستم اینو اصلاح بکنم یه وقت مطلب اشتباه نگفته باشم، اینو اصلاح بکنم از دفعه قبل. فرمای گفتگو، اون چیزی که حالا نمیدونم این از ارسطو اومده یا در صورت فلسفه خیلی قدیمی هستش، پنج مدل فرم گفتگو رو میگفتن. یکی همون برهان و حقیقت جویی بود که راجبش دفعه قبل صحبت کردیم، یکیش راجب خطابه بود که شاید مثلا پلتفرم مثل کلاب هاست خیلی اتفاقا در واقع با همچین روی کردی، با همچین مدیومی هم ساخته شده، یعنی یه قسمت زیادی از عزیزان همین الان دارن فقط صرفا گوش میدن، انگار ما توی همون آتن واسادیم داریم واسه یه عده‌ای خطابه میکنیم و خب فرق داره قطعا با یه گفتگوی از جنس برهان. یه مدل دیگه از گفتگو هستش که بهش میگن گفتگوی جدلی، که مثل همین خیلی از دیبیت ها و مناظراتی که داریم که در واقع یه جوری تا حدی هدف خوابوندن مچ طرف مقابل بیشتر از این که حالا یه خود با هم تعلقی هم دارن اینا دیگه، ولی خب تا حدی به این سمت میره. دو تا مدل گفتگوی دیگه هم، یکی هم از که اصلا مغلطه است و یکی هم شعره. اون دفعه هم یه نفری به این اشاره کردی تا یه حد. شعر هم یه مدل گفتگویی که در واقع
اتفاقا شاید 180 درجه مخالف همون حقیقت جویه. یعنی وقتی که میگیم مثلا چه میدونم ماست سیاه هست، مثلا توی یه شعری، خب این اصلا هدف چیز دیگه ای. خواستم اینو اصلاح بکنم. غیر از این راجب ایجاد فرصت های همگرایی هم اگه بتونم صحبت بکنم، ببین همگرایی به نظر من اون نقطه اوج و آمال گفتگوه. یعنی یه جور منو یاد یه جور اتحاد میندازه وقتی از همگرایی صحبت میکنیم. یعنی یه جور مثل اونجا که مثلا مارکس میگه کارگران دنیا متحد شوید، از نظر من همگرایی سقف گفتگوه. و خب یک چیزی که شاید بعضی وقتا گفتگوهای ما رو، گفت و شنیدهای ما رو، دیالوگهای ما رو از اون مثمر ثمر بودن و با فایده بودن فاصله میندازه، دور میکنه، اینی که ما کلن دوست داریم پرفکشنیست هستیم، دوست داریم به اون سقفه برسیم. به نظر من در راه رسیدن به اون همگرایی هم اگه ما بتونیم به یک دستاوردها و موفقیت‌های برسیم، کار کمی نکردیم. چون اصلا دیالوگ قرار نیستش که شما با یک دیالوگ مثلا جهانبینی یه نفر رو انقدر عوض بکنید که حالا با هم متحد شید و مثلا برید وارد یک کاز مشترک، وارد یه پروژه مشترک بشید. چون از نظر من همگرایی یعنی یه همچین چیزی، یعنی نه تنها شما کاملا در صورت مسئله با هم اشتراک دارید، در راه حل با هم اشتراک دارید و آمادگی مشترک هم دارید برای اینکه وارد یه پروژه مشترکی بشید. یه انگار مثلا یه جوری داوطلب یک مثلا فرض کن پروژه انسان دوستانه بشید، یا داوطلب یه چیزی نهاد ساده مثل همین کنگره ایران کانادا بشید فرض. خب حالا چه مراحلی وجود داره، چه دستاوردهای موقت یا اینتریم مثلش رو بذاریم، یا چه دستاوردهای جزئی تری وجود داره که همچنان ارزشمندن غیر از همگرایی؟ از نظر من کلید توی یه چیزی خلاصه میشه به نظرم فهم مشترک. اصلا اینکه ما به یک فهم مشترک برسیم از نظر من خیلی خیلی ارزشمنده. لازم نیست حالا حتما به اون سقف برسیم. فهم مشترک هم کار آسونی هم نیست. خود فهم مشترک رسیدن به نظرم خیلی کار سخته. یه از خودگذشتگی، یک فروتنی میطلبه که شما کنار یک نفر بشینید و متوجه بشید که اصلا این چطوری نگاه میکنه به صورت مسئله، به مسئله چطوری نگاه میکنه. از نظر من این خیلی مهمه. یعنی خود منم این چیزی بوده که بهش رسیدم. یعنی خود من مثلا یه خورد خودمو چی میگن این خودمو نمیخوام بگم سرکوبی کردم یا چیز کردم، ولی یه خورد پرکتیکال تر دارم نگاه میکنم، پراگماتیستی تر دارم نگاه میکنم که بفهمم مثلا به قول انگلیسی یه اصطلاحی دارم میگن where is he coming from. این خیلی به نظرم اصطلاح خوبیه، خیلی خیلی کمک کننده است. اینکه شما اصلا بفهمید که وقتی که دارید یه گفتگوی میکنید که از جنس برهان حقیقت جویان است، یعنی میخواین به یه حقیقتی برسید، اولا اینکه قبول بکنیم که حقیقت خیلی، مخصوصا حقیقت‌های دنیای امروز، خیلی قامز و پیچیدن، خیلی تسلط به حقیقت خیلی کار سختیه. یعنی هر چیزی که یه نفری توی اتاق صحبت میکنه شاید ساده ترین ادعاها هم راحت نمیشه دیگه نقضش کرد. مثلا یکی میاد میگه خب فلانی مزدوره مثلا اسرائیله، فلانی مزدوره مثلا جمهوری اسلامی ایکس وایز، اینا رو هم دیگه انگار نمیشه خیلی راحت مثلا رد کرد، حتی چه برسه به این حالا قبول کردنش که خیلی سخته قطعا. ولی حالا این چیزا میخوام بگم حقیقت یک اتفاق پیچیده چند وجهیه، و اینکه متوجه بشیم که اصلا با اون کسی که داریم گفتگو میکنیم از چه زاویه‌ای، از چه انگلی، بازم به قول انگلیسی ها مثلا به این نگاه میکنه، به این پدیده، خیلی خیلی مهمه که بفهمیم آقا اون طرف یه جای دیگه نشسته، اون طرف از یه زاویه دیگه داره به این حقیقت نگاه میکنه. آیا من میتونم
خودم و جاش بذارم، از اون زاویه نگاه بکنم، ببینم نگاهی که اون به اون مسئله میکنه نگاه حداقل منطقیه، منطقش رو درک بکنم. به نظرم این یک اتفاق خیلی 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 مهمیه که تو گفتگو قبل از اینکه اصلا به هر گونه راه حل مشترک بشیم برسیم، بتونیم به یک پرسش مشترک برسیم، بتونیم به یک سوال مشترک برسیم و بتونیم یک واژگان درستی رو به کار ببریم که بفهمیم اصلا داریم چی میگیم، از کجا میاییم. این خیلی اتفاق مهمیه، لوازم زیادی هم داره، یعنی خیلی سخت باید یه کارهایی باید بکنیم. حالا من در حدی که به ذهنم میرسه مثلا یه نمونهشو میگم، مثلا همین که با یه امپاتی وارد گفتگو بشیم، یعنی ذهنیت ما، مایندست ما قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم نسبت طرف مقابل امپاتی داشته باشه. امپاتی هم نمیدونم چه جوری ترجمه میکنن ولی لغت درستش رو حقیقتا نمیدونم، ولی فرق داره با سیمپاتی دیگه، با یه جور نگاه مثلا همدلانه‌ای که فقط از رو دلسوزی مثلا فرض بکنید باشه یه نگاه برابر همدلانه نسبت به طرف داشته باشی. مثلا چه میدونم، دارم میگم مثلا یه نمونه‌ش اینه که یه نفری خانواده‌اش در یک اتفاقی، در یه تراژدی کشته شدن. خب خیلی مهمه که ما بفهمیم که اصلا نمیتونیم خودمون رو در جایگاه اون بذاریم، اصلا دنیای اون قطعا با ما فرق داره، زاویه‌ای که به اون نگاه میکنه، حالا چه اتفاقات مثلا فرض کنیم فجایع 67 باشه یا چه مثلا هواپیمای اوکراینی باشه، هرچی، ما اصلا نمیتونیم در جایگاه اون باشیم. ولی اینو بفهمیم که خب به این فکر بکنیم که اون از اون زاویه احتمالاً چه احساساتی درش انگیخته شد. به نظرم این که شروع گفتگو از یک زاویه امپاتی وارانه باشه، ببخشید از این کلمه تلفیقی به کار میبرم ولی میگم نمیدونم چه کلمه مناسبه، از این زاویه باشه خیلی کمک میکنه به این که اتفاقا بشنویم، مثلا همون حرفی که دوستان زدن، خیلی بهتر راحت‌تر بشنویم، چون اگر با اون ذهنیت وارد گفتگو نشیم قطعا نخواهیم شنید، هر چقدر هم تمرین شنیدن کرده باشیم. اگر به اون فهممون، یعنی به این برسیم که اون طرف از کجا میاد، به چه چیزی داره فکر میکنه، چه احساساتی درش بوده، چطوری به این نتایج رسیده، اون وقت شاید بتونیم صورت مسئله رو با همدیگه تعریف بکنیم. اگه صورت مسئله رو با همدیگه بتونیم تعریف بکنیم، شانس این که به یک جواب‌های مشترکی، حالا در نه یک گفتگو، در چندین گفتگو، در یک پروسه‌ای برسیم بیشتره. اگه بتونیم به جواب‌های مشترکی برسیم، شانس این که با همدیگه متحد بشیم، یونایت بشیم و همگرا بشیم در نهایت بیشتر میشه. به نظرم این همگرایی رو به یک دلیوربل ها و یک مراحل میان راه برسونیم خیلی مهمه، تا اینکه یهو سقف گفتگو رو ببینیم. همین، ببخشید زیاد صحبت کردم. تایاز جان، من ضمن تشکر از چیزایی که گفتی، من یه سریوش یادداشت کردم، از یکی از دوستان به نام آقای فرهاد یه کلاسیفیکیشنی از انواع گفتگو توی چت گذاشتن، اگه لطف کنی یه نگاهی بکنی و این پنج کاتگوری هم که گفتی رو با اون پنج در واقع واژه‌ای که ایشون به کار بردن، اگر یه اونجا مراقبتی بکنی تو دور بعدی که صحبت می‌کنی، رابطه اینا رو با اون پنج تایی که آقای فرهاد گفتنم داره. این پنج تا خودت هم اونجا تایپ کن که بمونه. مرسی. چشمت. ممنونم. اتفاقا تا از جون منم می‌خواستم ازت بپرسم که توی حالا دور بعدی این مطلب رو بگی، چون گفتی که توی همگرایی باید راه حل ها هم یکی باشه. آیا این واقعا لازمه همگرایی، یا اینکه ما فقط باید سر یه دلیلی، اون دلیل یه مکالمه میتونه ایجاد همگرایی بکنه، یعنی انواع راه حل فکر نمیکنم شرط لازمی واسه همگرایی باشه. اینو میخواستم که اگه میشه لطفا یه توضیح بدی ممنون میشم. خانم دکتر تارانی، شما میکروفون دارید الان یا ظاهرا هنوز تشریف ندارن خانم تارانی؟ خانم شعله خلیلی، شما رو میشنویم اگر تشریف دارید.
بله من هستم. سلام به همه، ببخشید که صدام اینطوریه، مریضم. ولی خیلی گفتگوی خوبیه، تایاز خیلی نکات خوبی رو واقعا مطرح کرد. اون چیزی که در رابطه با کنگره ایرانیان داره اتفاق میفته در واقع خیلی به نکات ریزترش میشه اشاره کرد، یعنی به اختلافی که از روز اول پیدا شد، به قدمت این اختلافات، به نیروهای متخاصمی که در این اختلافات صفبندی کرده بودند و گاهی برنده شدن گاهی نشدن. یعنی این قضیه‌ایه که خیلی اختلاف قدمت تاریخی داره. یکی از مشکلاتی که ما روبرو میشیم تو مسائل اجتماعی اینه که جدا از پیش‌داوری‌هایی که داریم، اتفاقات و نتایجی هم که پیش میاد به اون پیش‌داوری ما اضافه میکنه و باعث میشه که ما رو اون تصمیمی که داشتیم، حالا چه درست چه غلط، بیشتر پابرجا باشیم. خیلی سخته که واقعا واکنش هایی که باعث آزار آدم شده رو آدم نادیده بگیره و متاسفانه در برخوردهایی که میشه، به خصوص حالا هم در این اواخر هم قبلتر، متاسفانه برخوردها خیلی خشن و در واقع غیر دوستانه است. به همین دلیل اون خراشی که تو ذهن آدم ایجاد میشه به ندرت ممکنه که جاش رو آدم بتونه ندیده بگیره. ولی این خیلی فکر خوبیه، واقعا باید که راه رو باز کنیم برای صحبت با کسانی که با ما اختلاف نظر دارن و اگر که واقعا تماس میگیرن یا علاقه مندن یا خود ما باشون تماس بگیریم و نشون بدیم. که همیشه من فهم میکنم که بین ما کامیونیتی ایرانی در کانادا راه های مشترکی رو میشه پیدا کرد، اگر که واقعا آدم نخواد انقدر دوگم باشه، واقعا یعنی به گذشته فقط نگاه کنه، آینده رو نبینه. من واقعا فقط به خاطر همین خواستم که این نظرم رو بگم و مسلما قدمت اختلافات نظر خیلی تاثیر داره تو رفعش. یعنی اگر که یک قدمت 15 سال است، خب یه کمی زمان میبره، ولی من واقعا استقبال میکنم از دوستانی که آمادگیشون رو اعلام میکنن برای اینکه بیایم و با همدیگه نتیجه بگیریم و یک جاهایی ممکن اختلاف نظر به توافق نظر نرسه، ولی یک جاهایی هم هست که در رابطه با بهبود منافع کامیونیتی ایرانی میشه به یک نقاط مشترک رسید. مرسی از وقتی که بهم دادید. بسیار ممنونم خانم خلیلی. دوستان خواهش میکنم که اگر بتونین که از گزینه شیر پایین استفاده بکنیم و روم رو شیر بکنیم که در هالوی هم دیده بشه، ممنون میشم. و همچنین در بالا میتونید کلاب کنگره ایرانیان که هر سه‌شنبه در میون پیرو مباحث مشترکی بین برای ایرانیان کانادا و البته ایرانیان حالا داخل ایران یا جاهای دیگه میتونه مباحثی رو داشته باشه، دور هم جمع بشیم. آقای طوفانی خیلی خوش اومدین، اگه اجازه بفرمایید. آقای آرش، آقای همتا، جناب آقای سلام عرض میکنم. من فقط یه تذکر چه میدونم از این جلسه ای خدمتتون بگو. آرش تو اگه بیایید بدون چیز که اصلا نمیشه بگو. من شاکر شما، عرض ادب دارم خدمت همتون. این گفت و شنید رو بکنید گفت و شنود، به لحاظ ادبیات فارسی فکر میکنم درست تر باشه. گفت و شنید خیلی محل توافق همگان نیست در ادبیات فارسی. آرش جان الان برای دفعه بعد، چون ما میخواییم یه مجموعه از این جلسات رو برگزار بکنیم، من یادداشت میکنم حتما این کار رو بکنیم، ولی الان اگر عوضش بکنیم جاهایی که پست کردن ممکنه که مردم که دست میزنن یعنی کلیک میکنن روی اون لینکش جا به جا میشه متاسفانه در کلاپس، ولی دفعه دیگه این کارو میکنیم. حالا علتش هم ما بگو یکی از بشنویم که فرق شنید و شنود چیه. ببینید گفت و شنود، گفت و شنید به اصطلاح اسم شنید یعنی شما دارید از گذشته استفاده میکنید، ما تو گفت و شنود این تعامل بین رو استمرارش رو یعنی این حمله استمرار این از گذشته تا آینده رو
به اصطلاح معنا میده. من تو گفت و شنید یعنی دارید به شخص خاصی اشاره میکنید و در گذشته اتفاق افتاده. ها شنید ماضیه ولی شنود مثلا مضارعه. استمراری هم نیست. من تو گفت و شنود معنای استمرار در آینده رو هم حمل میکنه. ممنون. یعنی شما فارغ از زمان دارید گفت و شنود رو معنا میکنید. ممنون آرش جون از تذکرت، مرسی. امیدوارم که در ادامه با ما باشی. جناب آقای مینایی شما رو میشنویم و بعدش هم آقای طوفانی، آقای سعید آخر خوش اومدین. میشنویم بعد از آقای مینایی شما رو. سلام عرشد، صدای من دارید؟ بله بله قربان، بفرمایید. ممنونم. عرض کنم به نظر من برای اینکه ما گفتگوی مؤثر داشته باشیم و فرصت همگرایی ایجاد بشه، البته این عوامل روانشناسانه که دوستان ذکر کردن مفیدن و باید گفته بشه و آموزش داده بشه و شنیده بشه و الی آخر، اما به نظر من در نهایت این چیزی نیست که خیلی مؤثر باشه. ما خیلی نمیتونیم با تبلیغ و آموزش یهویی یه تغییر فاحشی در الگوی رفتار مردم ایجاد کنیم، در الگوی رفتار روانشناسانه مردم. دلیلش هم اینه که به نظر من خیلی روشنه که مردم همیشه در یک فضا، در یک زمینه جامعه شناسانه صحبت میکنن، تنفس میکنن و فکر میکنن. و الان زمینه که وجود داره، مهمترین خصلتش به نظر من اینه که وضعیت اقتصادی در ایران به سرعت و به شدت بد شده و این باعث شده که یه زمینه ناراحتی، یه زمینه خشم در اکثر قریب به اتفاق مردم وجود داشته باشه، به این دلیل که هر کسی به یه نسبتی ضربه دیده. اونی که میخواسته 4 سال دیگه خونه بخره میبینی که دیگه نمیتونه، اونی که میخواسته 4 سال دیگه ماشین بخره میبینی که دیگه نمیتونه، کسی که میخواسته زندگی عادی باشه میبینه که رفته زیر خط فقر و دیگه نمیتونه. توی نامه چند ماه پیش دکتر نیلی اینا بود که طی 5 سال گذشته بعد از خروج ترامپ از برجام، جمعیت کم درآمد یعنی جمعیت فقیر از 11 میلیون رسیده به 23 میلیون. یعنی بیش از 2 برابر شده. 12 میلیون آدم رفتن زیر خط فقر و بقیه هم که نرفتن زیر خط فقر به همین نسبت آسیب دیدن دیگه. و خب طبیعی مردم عصبانی هن و تو این فضا مردم دنبال این هستن که این ناراحتی خودشون رو، این خشم خودشون رو تئوریزه کنن. بنابراین به هر کسی که در این زمینه حرکت نکنه پرخوش میکنن و شما میری توی گروهی صحبت کنی، بالاخره از بین 50 نفر 100 نفر یکی پیدا میشه که حالش اصلا خوش نیست و یه حرف خیلی بدی میزنه و دیگه اصلا فضای گفتگو نیست. و نتیجهش اینه که الان میبینیم دیگه. من به نظرم الان اگه یه ذره از این توییتر فارسی رو ترجمه کنیم و به یه ده آدم‌ها در کانادا نشون بدیم، میگن شما واقعا الان مشکل دارید، شما اصلا وضعیت روانیتون طبیعی نیست، اینکه بالا تو با این فحش و فحشای اینجوری. و به نظر من خیلی در اختیار ما نیست که این زمینه رو عوض کنیم، چون که ما نمیتونیم وضعیت اقتصادی ایران رو عوض کنیم و شما نمیتونید صرفاً با آرامش و طمأنینه و نصیحت و اینا این فضا رو به فضای گفتگو تبدیل کنید. بنابراین نتیجه اولم اینه که ما یه مقدار باید سقف آرزوهامون رو بیاریم پایین. الان فضا یه جوری که من برای تیم ملی فوتبال ایران دست بزنم یه تبین بعد و بیراه میگن، پرخاش میکنن. اما حالا در اون حدی که ما فضا داریم که کار بکنیم، درجه آزادی داریم، به نظر من تنها راهش اینه که در هر زمینه‌ای که حالا خودمون رو تو این زمینه صاحب حرف، صاحب کلام میدونیم، حرف خودمون رو مستند کنیم و منتشر کنیم. مستند با معیارهای آکادمیک، با معیارهای واقعی، یه حرفی که قوام داشته باشه، به این امید که شاید کسانی که هنوز یه خورده عقلانیت دارن و خیلی پرخاشگر نیستن در آرامش اینها رو بخونن و مواضع ما به هم نزدیکتر بشه. و به نظر من اینجاست که ما خیلی ضعیفیم. ما اصلاً مطالبی که از یک قوام و یک استانداردی برخوردار باشه توی زمینه‌های اجتماعی، توی زمینه‌های سیاسی و غیره تولید نمی‌کنیم. توی اقتصاد
ما چنین مطالبی تولید نمی کنیم که با بقیه ارتباط برقرار کنیم. به نظر من شما الان دو تا از مقالات نیویورک تایمز و واشنگتن پست، این روزنامه هایی که حرفه‌ایان برداریم ببینیم، میبینیم که حداقل 5 تا ریفرنس با هایپرلینک با یه استدلال روشن داره عرضه میکنه. شما هر چقدرم که بدت بیاد از این صاحبان این روزنامه، اون استدلال بالاخره روی شما اثر میکنه. اما ما خیلی مطلب اینجوری تولید نمیکنیم. ما الان به تحلیلگرای ما، اندیشمندای ما نگاه کنید که تو این زمینه ها نظر میدن، یا توی توییتر یه حرفی رو میگن که همه میدونن و صرفا اینو با یه بد و بیراهی یا با یه مثالی یا با یه طنزی میگن که مثلا یه خورده خوشمزه بشه و مردم اینو بشنون و نقل کنن، یا اینکه حرفای بده. کسی مطلب مفصل مستدل، یا اونا که تحلیل میکنن میبینی نیم ساعت حرف میزنن، دو تا ریفرنس تو حرفاشون نیست، فقط تشبیه و مثال و یه خبری که همه میدونن. اینو شما بگیری 20 بار هی ورز بدی و پروسسش کنی و که هیچ که چی بشه. یعنی من دوست دارم ببینم، اگر من تحلیل اجتماعی تحلیل سیاسی میخونم، دوست دارم ببینم که حداقل اون کسی که این تحلیل سیاسی رو نوشته، مثلا در مورد روابط بین الملل ایران، روزنامه های آمریکا رو میخونه، روزنامه های کانادا رو میخونه، 4 تا ریفرنس رو حرفش باشه. اصلا نیست به نظر من، خیلی قلیلن، خیلی کمن. و به نظر من اگر ما میخوایم یک از این یه ذره فضایی که داریم، اهرمی که داریم برای گفتگو استفاده کنیم، راهش اینه که علمی تر، با قوام بیشتر، با استحکام استدلال صحبت بکنیم، به این امید که حالا یه دی رو حرف ما رو بشنون و مواضع ما نزدیکتر شه. فعلا همین، ممنون. مرسی امیر جان. این من خواستم، حالا آروین هم حتما اینو متذکر میشه، ما اگر از اول اتاق به همه یادآوری بکنیم که خودش، من روی کامپیوتر خودم یه تایمر نصب کردم، تایم روی همین وبسایت ها هستش که هر دفعه شروع میکنم هر زدن این تایمر رو میزنم که 5 دقیقه بیشتر میشه حداقل خودم ببینم. اگه هم این کارو بکنن خیلی خوب میشه. آروین جان، من فکر کنم آیه طوفانی نفر بعدی هستم، بفرمایید. بله آیه طوفانی، بفرمایید. سلام خدمت همه، خیلی متشکرم از دعوت و خدمت اودینس هم همینطور. والا منم فکر نمی کنم که شما در گفتگو بتونید مشکلات رو حل کنید. در واقع اون چیزی که الان ایرانیان رو تقریبا سر میز گفتگو نشونده، با یه قدری تحمل، شرایط برابر اقتصادیه. تقریبا همه متضررن و به خاطر همین یه خورده مشکلشون مشترک شد. نکته ای که در مورد گفتگو که منم تو این فضا خیلی روش کار میکنم اینه که اعتقاد من این هستش که طبقه حاکم، ام از خود حاکمیت، ام از هواداران، ام از سمبادا، در این شرایط ویژه که اقتصاد و ضرر همه رو شنونده کرده، فرصت خوبی است که کمی سر کیسه رو شل کنن، سر کیسه آزادی، سر کیسه آزادی‌های مدنی، سر کیسه اون چیزی که به واسطه حالا ایدئولوژی یا به واسطه جنس حاکمیت ایران تو این سالا سفت بوده. در واقع گفتگو فرصتی میشه برای موی رو از خرس کندن از نظر من. بنابراین شما در این فضا گفتگو رو راه میندازی، یک فرد ارزشی پاشون میذاره در این فضا و میپذیره که شلحجابی هم به عنوان مثال حق است. شما یک مو کندی. به مجرد اینکه اقتصاد بره به سمت بهبود، قطعا ایرانی ها از گفتگو فاصله میگیرن. از نظر من هر کس به تبیین نظرات خودش میپردازه در گرده های خودشون، غرور من درست میگم همه رو میگیره، حتی دهک های متوسط به پایین هم به همین صورت، و باز تا اقتصاد به هم بریزه گفتشون شروع میشه. ولی عرض کردم از اینکه اون موازهش رو بگه من موازهم بگم، حال بهتری برای جامعه ایرانی در نمیاد، به خاطر اینکه همه در حال در واقع جدلن. ولی از اون بابت که عرض کردم، حالا یه بار دیگه هم تکرار میکنم، اساسا شما در حال
گرفتن یک امتیاز هستی در گفتگو تو این شرایط. خیلی متشکرم از وقتی که دادی. ممنونم سعید جان. ببین شرایط که میفرمایید درسته، ولی اینکه آیا راه برون رفته از این مسائل یا راه حل پیدا کردن یه آلترناتیو، یه چی میگن، راه حلی برای این مشکلات، آیا همین گفتگو نیست؟ آیا وقتی که این گفتگو به بنبست برسه پیدا کردن راه حل هم عملا غیر ممکن خواهد بود؟ یعنی فکر میکنم گفتگو تنها راه حل پیدا کردن راه حل باشه. جناب آقای بیرجندی شما رو میشنویم و بعدش هم سرکار خانم دکتر تارانی. با درود به همه عزیزان، از اینکه دعوت کردید به بالا خیلی متشکرم. صحبت خوبی هست، همین گفت و شنود که من جفتش رو هم میذارم، فکر میکنم گفتمان باشه. دوستان به اقتصاد فکر کردن، اقتصاد رو خیلی مؤثر دونستن در اینکه این گفتگوها شکل بگیری. البته برای یه توضیح بیشتری بدن من خوشحال میشم. ولی ببینید ما دو تا مسئله داریم. یکی اینکه اصلا گفتمان در فرهنگ ما یه چیز تازه است. دو چیز در فرهنگ ایران اگه بخوایم خیلی واقعی بینانه به قضیه نگاه کنیم همیشه گم بوده، یکی تفکر بوده، یکی گفتمان بوده. خب اینم دلایل سیاسی داشته، دلایل مذهبی داشته و این همیشه اصلا وجود نداشته، یعنی ایجادش خیلی سخت بوده. اگر گفتگویی بوده، به قول شاملو میگه در اندیشید با اندیشیدن خطر مکن، چون میدونسته واقعا حتی اندیشیدن، چون اندیشیدن ابتدا شروع میشه بعد به گفتمان دنبال اندیشیدن هستش. ما هنوز تو اندیشیدن گیر کردیم به نظر من. البته من نمیخوام به قول معروف کسی رو پودان بکنم، ولی واقعیت این هست ما تفکر خیلی کم تومون هست. یکی از دوستان یه روز به من میگفت یکی از مشکلات ما ایرانی ها اینه که ما هنوز نتونستیم یک فیلسوف، دو تا فیلسوف داشته باشیم. جامعه که فیلسوف نداشته باشه همیشه سردرگم هست و دور خودش میچرخه. و نباید فراموش کنیم که سعی و خرجی که دولت فعلی، حکومت اسلامی فعلی داره میکنه که این گفتمان ها حتی شکل نگیره. یعنی اینا که خب برها یک صحبت معقولی در باطن هر چیزی که وجود داره در این کلاب هاس که بگم تنها جایی هست که میتونیم در فضای مجازی با هم صحبت بکنیم، اینها شدیداً دارن سعی میکنن که این گفتمان ها شکل نگیره. من در اتاق های مختلف بعض وقتا گوش میکنم و این رو میبینم که واقعا قرار نیست که این گفتمان ها، چون دولت ایران در شرایط فعلی فکر میکنه که کنترل این کلاب هاس رو نداره و نمیخواد که بذاره که گفتمانی شروع بشه، چون قدرت حداقل فیلترینگش رو یا بستنش رو نداره. من فکر میکنم خب ایرادات رو همه میدونیم، البته منم نمیخوام زیاد امفسایز بکنم روی ایرادات. ما مسئله این است که ما یه سری آدم لازم داریم، یه انسانهایی لازم داریم که یه بناهایی رو بذارن در گفتمانها و پاش واستن و تخطی نکنن از اون چارچوب و این ادامه پیدا کنه. من الان در همین کلاب هاس که چند وقتی هست که گوش میکنم حداقل یه مقدار میبینم که درست بهتر شدیم، یعنی یه مقدار به نسبت به اون اول بهتر هستیم و امیدوارم که در آینده هم بهتر بشیم. و این گفتمان ها باید گفتمان های کوچیکتر شروع بشه. ببینید شما اگر طیف های سیاسی، من طیف سیاسی رو میگم و خلاصه میکنم حرفمو، ببینید الان من مثلا گروه های چپ، حتی گروه های ارزشی، گروه های سلطنت طلب، حتی این گروه ها هم گفتمان سازنده و روشنی با همدیگه ندارن. و ما کاری که میتونیم بکنیم، همین کنگره ایرانیان که شما صحبتش به حال رپرزنتیوش هستید، ما میتونیم این رو در کاناداش، ما یه سری الگو لازم داریم، این رو در کانادا ما ایجاد بکنیم، این رو در اینجا که نه خطر گرفتنمون هست نه مشکلی داریم، بتونیم یه گفتمان سازنده در یک چارچوبی با یک روش بهتری به یاد بگیریم. یعنی واقعا باید یاد بگیریم، یعنی اینکه بلد نیستیم، یعنی من خودم بلد نیستم، باید یاد بگیرم. من فکر میکنم اگه الگو درست بشه بقیه هم نگاه میکنن، چون همه من فکر میکنم به این نتیجه رسیدن که گفتمان سازنده وجود نداره. ما الان توی شهر کوچیکی هستم، خانم راهل
مسئله عزیز من میدونه. ما یه 7-8 تا گروه های فکری مختلف داریم و ما پدر خودمون دروردیم یه گفتمانی بین اینا بشه و اصلا نیازی حداقل پارسال نمیدیدن ولی من میبینم که امسال میبینن. نهایتا نیاز به الگو داریم، نیاز به یه سری چمپیان داریم که این کار رو شروع بکنن و ادامه بدن و نگرانش هم نباشن، یعنی چارچوبی رو مشخص کنن که بقیه ما یاد بگیریم. خیلی متشکرم. ممنونم از شما جناب بیرجندی عزیز. آرشان عذر میخوام، خانم دکتر تارانی منتظر هستم بعد شما رو میشتمیم. خانم دکتر تشریف داریم؟ خواهش میکنم. سلام اولا به همه عزیزان، ولی من بعد از آرشتان صحبت میکنم، هیچ اشکال نداره. خواهش میکنم. حالا هر جور که بفرمایید خانم، من خیلی صحبت کردم در طول شبان روز، بفرمایید. شما رو میشنم، استفاده میکنم، بعد از شما در خدمت من. خواهش میکنم. من اولا که واقعا تشکر میکنم از صحبتهای مناجان، من اینجا بودم و گوش میکردم تا صحبتهای آقای بیرجندیان عزیز و واقعا تو صحبت های هر کدوم از این عزیزان نکات خیلی ارزشمندی بود که واقعا نوشتم، یادداشت کردم و فکر میکنم که خیلی مهمه بهشون دونه دونه بپردازیم. ببینید، واقعیت این هستش که هر چقدر بیشتر صحبت میشه بیشتر متوجه میشیم که به هر حال این گفت و شنید یا گفت و شنود یا گفتمان، به هر حال به هر شکلی که میخوایم بگیم، کامیونیکیشن یه امر پیچیده‌ای هستش و یه کمی در نظر گرفتن اون پیچیدگی‌هاش مهمه و شاید برای همین هستش که ما بیشتر این به اصطلاح صفت مؤثر رو هم بهش اضافه کردیم که چه کار بکنیم که گفت و شنود بیشتر مؤثر باشه و بعد بتونه کمک بکنه به ایجاد فرصت‌های همگرایی. خب هر کسی به این مسئله از یه زاویه نگاه میکنه و طبیعتاً منم مثل بقیه با تجربیات خودم و به هر حال اون حیطه کاری خودم بیشتر بهش نگاه میکنم و فکر میکنم که خب اگه میپذیریم که این مسئله واقعاً یه ذره پیچیده است، خیلی مهمه که نگاه بکنیم ببینیم که علوم مختلف چجوری باهاش برخورد کردن. مثلا الان تایاز عزیز یه وجوهی رو گفت که مثلا برای من واقعا خیلی جالب بود، یه بچه جدیدی. حالا مثلا یه جامعه شناس ممکنه یه جور دیگه باهاش صحبت بکنه، کسی که با علم مدیریت آشنایی داره به همین شکل، و حالا ما تو روانشناسی به هر حال یه جور به این نگاه میکنیم که من سعی میکنم یه کمی به اونها بپردازم. ببینید این خیلی مهمه ما توجه داشته باشیم که اولا گفتگو فقط هم، حالا ما مثلا گفتیم گفت و شنید، ولی تو ذهن حداقل من مثلا کامیونیکیشن بود و این کامیونیکیشن یک چیز فقط وربال نیستش و خیلی مهمه که نگاه کنیم. اگه شما به تحقیقات که شده نگاه بکنیم میبینید که میگن بین 60% تا 93% گفتگمان نان ورباله، اینکه گفتگوی به اصطلاح کلامی نیستش. واقعا من وقتی مثلا به این موضوع فکر میکنم یادم میاد که ما اوائل انقلاب با اینکه جوانتر بودیم خیلی اطلاعاتمون هم مثلا محدود بود فلان، ولی مثلا وقتی که مثلا میرفتیم با همدیگه با یه سری از جوانهای دیگه کوه، مثلا خود همین کوه رفتن و خود همین به هر حال به قول معروف با یک چیز دوستانه یک کار رو با همدیگه انجام دادن، این تأثیر میذاشت توی این نحوه حتی کامیونیکیشن ما، چون مثلا یه انگار که داریم یک کار مشترک رو با همدیگه پیش میبریم و به هر حال همه با همدیگه باید به یه شکلی کمک بکنیم. بیشتر حالا مثلا روبروی هم وای نمیستیم، بیشتر خیلی موقعی که داریم راه میریم با هم صحبت میکنیم، به جای اینکه مثلا با خشم به اون یکی نگاه بکنیم، شاید بیشتر مثلا حالا یه هدف مشترکی رو داریم با هم پیش میبریم، بعد با هم گفتگو میکنیم. خود این چیزا خیلی مسئله مهمی، یعنی مثلا تون صدا، فاصلمون با فردی که داریم باهاش صحبت میکنیم، نمیدونم آی کانتاکت، اینا خیلی مسئله مهمتریه. مثلا امروز نوروساینس نشون میده، این تحقیقات جدید در زمینه نورو اندوکرینولوژی به اصطلاح نشون میده که شما خودتون مثلا با بستن اینجوری مثلا بدنتون یا باز کردنش میتونید یه سری هورمون ها رو توی بدنتون تغییر بدید.
مثلا چه میدونم میگن که شما بدنتون هر چقدر دست و پاتون اینجوری از هم یکم باز کنید صحبت مثلا یه مدت چیز کنید این تستوسترون رو توی شما افزایش میده که هورمون قدرته. مثلا پیشنهاد میکنم میگن میخواین برین یه اینترویو سعی کنید یه جایی رو پیدا کنید یه کمی به جای اینکه خودتون رو جمع کنید اینجوری بدنتون رو جمع بکنید یه ذره بدنتون رو باز کنید خود این هورمونای شما رو یه مقدار تغییر میده. من میگم که این حتی میتونه در صحبت با آدمای دیگه هم این تاثیر رو بذاره. یعنی ما میتونیم واقعا با اون بادی لنگویجمون یه سری تغییرات حتی هورمونی توی کسایی که باهاشون صحبت میکنیم بذاریم و باید توجه داشته باشیم که چطوری شد آخه مثلا به این نتیجه رسیدن که بعضی از ریسرچ ها میگم تا 93% گفتن کامیونیکیشن میتونه نان وربال باشه و واقعا من مثلا خودم چون جای متفاوتی زندگی کردم که مثلا اول رسیدم اونجا مثلا تو ژاپن من وقتی شروع رفتم شروعش فقط یک کلمه بلد بودم ولی مجبور بودم با اون آدما به یه شکلی گفتگویی هم کامیونیکیشنی به هر حال داشته باشم و بعدا متوجه شدم که چقدر این مهمه توی یا هند همینطور و یا اینجا به همین شکل. یعنی این خیلی مهمه که ما به این وجهش توجه داشته باشیم. دیگه اینکه ما موقعی که با دیگران گفتگو میکنیم و اینا خب هممون خیلی علاقمند هستیم اون نکته ای رو که تو ذهن خودمون هست در واقع حالا به اون طرف منتقل بیشتر بکنی و خیلی مطمئنیم در مورد این که خودمون اون چیزی رو که مثلا میبینیم درست هستش و واقعا اگه موضوع مشکل اصلی به اینجا برمیگرده که تا یه حد زیادی این توی ذهن ما هستش که پرسپشن ما یا برداشت ما مثلا از پدیده ها واقعیت هستش در صورتی که آدم هر چقدر نگاه میکنه بیشتر به اینکه چه پدیده هایی به اصطلاح این برداشت ما رو پرسپشن ما ادراک ما رو تحت تاثیر قرار میدن میبینیم که چقدر پیچیده است و خب یه ذره آدم رو مودست میکنه یه ذره به قول معروف باعث میشه که بیشتر آدم رو خودش کار کنه و ببینه که خب چقدر چیزهای متفاوتی میتونن رو این تاثیر بذارن که ما دنیا رو چجوری میبینیم و بعد میخواییم به دیگران هم منتقل بکنیم. میبینید توی روانشناسی به خصوص توی کاگنیتیو تراپی یه مبحثی هست اصلا مبحث گفتگوی مؤثر که میگن شما توی هر گفتگویی باید مثلا این 5 تا استپ هستش که باید اون 5 تا استپ رو همیشه در نظر بگیرید و پیش برید و باور کنید من هر بار این 5 تا استپ رو استفاده میکنم خیلی بیشتر موفقم مثلا توی یه بحث و جدلی که مثلا با پسرای خودم دارم تا موقعی که استفاده نمیکنم و میدونم هم که این همیشه هم نمیشه اینا رو به کار برد به خاطر اینکه خیلی موقع ما حواسمون نیستش که در واقع حتی برای گفت و شنود اول باید به زمینه هاش نگاه بکنیم. زمینه هاش مثل اینکه مثلا آیا الان موقع خوبی برای اصلا این گفتگو هست یا نیست. من خودم از نظر آمادگی مثلا این آمادگی رو دارم این مثلا ممکنه خیلی خسته باشم خوابالو باشم چه میدونم سر یه مسئله عصبانی باشم بعد نمیدونم این خودم رگولیت هستم به اصطلاح این طرف مقابلم رگولیت هست ما یه میگیم اول قبل از اینکه اصلا گفتگو بکنی یه جور چک کن ببین اون 3 تا آر داریم ما رگولیت ریلیت ریزن میگن اول رگولیت کن خودت رو نگاه کن ببین خودت تنظیم هستی از نظر فیزیولوژیک خوابت خیلی نمیاد خیلی خسته نیستی خیلی عصبانی نیستی طرف مقابلم یه چک بکن بعد ریلیت کردن این که به قول معروف یاداوری این که ما بالاخره به قول معروف به این اطمینان به همدیگه دادن که ما مثلا خیرخواه همدیگه هستیم اگه این حل نشده باشه یکی از چیزایی که الان پیش میاد اینه دیگه یعنی مثلا ما اون زمینه رو نداریم یعنی ریلیت نکردیم شروع میکنیم به ریزن کردن و این خب سخت میکنه قضیه رو یعنی واقعیتش اینه که من الان مثلا یاد گرفتم توی پروسه‌ای زود وارد بحث سیاسی با خیلی ها نشم یعنی الان مثلا این درصدی که شاید مثلا 5 سال پیش مثلا با هر کسی میرسیدم میخواستم باش اول بحث سیاسی بکنم بعد به این نشستم که زیاد تاثیر موثری نداره یعنی واقعا اولا اینا باید به عنوان یه آدم منو بشناسن باور کنن خیرخواهی منو بعد اون موقع صحبت من میتونه بیشتر روشون موثر باشه به هر حال بعدن تازه میشه اومد شروع کرد به اون به اصطلاح گفتگوی موثر رو پیش برد و اون 5 اصل که من البته دوست دارم در موردش صحبت بکنم ولی چون صحبتم طولانی شد و
دلم نمیخواد خیلی وقت بیشتری بگیرم، توی راند دوم در مورد اون 5 اصل گفتگوی مؤثر که روانشناسا توصیه میکنن صحبت خواهم کرد. مرسی از وقتی که به من دادید. بله حتما خانم دکتر تارانی، توی دوره بعدی شما رو میشنویم. آقای آرش خان همتا، مرسی از صبر و بردباری شما، بفرمایید میشنویم شما رو. من عرض سلام و ادب مجدد میکنم خدمت شما آقای امیر حسن قاسم نژاد بزرگوار، آقای آروین و سایر دوستان و شنوندگان در آدینس. من یه مقدار احساس تعجب بهم دست داد برای اینکه با ورودم اون نقد رو به تایتل کردم که اون باید شنود باشه به نظرم درست میاد. الانم باز میخوام با یه نقد ادامه بدم، امیدوارم که حمله بر جسارت نباشه. نه آقا بفرمید بفرمید. ببینید من خیلی این مرسومه توی کلاب هاوس، من میشنوم که میگم ما گفتمان میخوایم بکنیم و این گفتمان رو اصلا شما از دایره این گفتگو و گفت و شنود اینا باید بذارید کنار. گفتمان یک، من که ساده بخوام خدمت شما عرض بکنم، یه چیزی شبیه ایدئولوژی هستش، دیسکورس. میدونید یعنی اونو اصلا هی شما میارید تو گفتگو، گفتمان ما باید اینجوری باشه. ساختن گفتمان کار هر کسی نیست و گفتمان نظریه پرداز میخواد، اصلا یه چیز دیگه است. البته تفاوت‌های با ایدئولوژی داره، مون تا دیگه در این بحث نمی‌گنجه. فقط خواستم این به اصطلاح توصیه رو بکنم که این گفتمان مترادف دیسکورس هستش، اصلا ربطی به دیبیت، دیالوگ و ارتباط کلامی نداره. یعنی این که ما میگیم گفتمانمون رو باید با هم بهتر بکنیم، اساسا ما گفتمان نساختیم که بخوایم با هم بهترش بکنیم و ارتباطی هم به گفتگو نخواهد داشت. این مسئله اول. دوم این که من با همگرا، ببینید چند مدل ما گفتگو داریم. یک موقع اینا در تناظر با همدیگه هستن، یعنی میخوایم بریم دیبیت بکنیم، مناظره بکنیم. شما نمیدونم سوالتون از راه های گفتگو آداب، یعنی چه گفتگو، چه مدل گفتگوهایی داریم و اینکه این گفتگوها احتمالاً فرصت‌هایی رو برای همگرایی به وجود میاره. اولا باید ببینیم که چند مدل ما میتونیم با هم دیگه دیالوگ برقرار بکنیم. این آیا میخواهیم چکشکاری بکنیم؟ مثلا یک حزب میخواهن بر سر مانیفست هاشون با هم دیگه گفتگو بکنن. یه موقع هستش که من میخواهم نظرهای خودم رو بگم، آقای آروین هم نظرهای خودش رو بگیم. یه موقع میخواهیم این نظرها رو در تناظر همدیگه قرار بگیریم، یعنی در محاجه قرار بگیریم، یعنی دیبیت بکنیم. در تو با کدومش داریم صحبت میکنیم؟ یه موقع هستش که من یه چیزایی رو میدونم، یه چیزایی رو نمیدونم، اومدم از شما بشنوم. اینا با هم متفاوته. مسئله بعدی مسئله همگرایی. همگرایی چیه؟ همگرایی یعنی همگرایش شدن. این غیر ممکنه. اون چیزی که مراد ذهن شماست، یعنی این که ما بتوانیم علیه تکثر با گفتگو به یک همگرایی برسیم، من معتقدم غیر ممکنه. منتها اون چیزی که در گفتگو یا دیبیت یا چیزهای دیگه‌ای در فرم‌های دیگری که خدمتون عرض کردم اتفاق میفته، اینه که شما متوجه بشی با چی مواجهی و در حین گفتگو اون چیزی رو که باش مواجه هستی رو به رسمیت میشناسی. این بزرگترین کمکی و معجزه ایست که گفتگو فراهم میکنه، به رسمیت شناختن دیگری. فارغ از اینکه همگرایی میسر هست یا نیست، که از منظر من میسر نیست در اغلب اوقات، مهمم نیست. اصلا مسئله امروز کشور ما همگرایی نیست، مسئله به رسمیت شناختن دیگری، مسئله به رسمیت شناختن تکثر هستش، پلورالیزم هستش. از طریق این همگرایی که همگرایی متصور شده در ذهن پرسش کننده این سوال، اینه که میخوای شما به چه اهدافی برسید.
اون نتایجی که عرایض بنده به بار میاره، نتایج مثبتی که عرایض بنده به بار میاره، اون نگاهی که من دارم به نظر من انقدر زیادتر هستن که اصلا دیگه شما نگران همگرایی نخواهید بود. ما از طریق گفتگو، ما از طریق گفت و شنود، یعنی هم بگیم هم بشنویم، به نوعی داریم رسمیت میدیم به نظرهای متفاوت. اون چیزی که دغدغه امروز کشور هست اینه که حالا یک حکومتی نمیتواند دیگری رو به رسمیت بشناسد، یک حکومتی دیگه نمیتونه دیگری رو حتی تحمل بکنه. برای این چه راهکاری داره؟ از طریق جانم میکروفون باز کردین، فکر کنم طولانی شد، درسته؟ نه من باز میارم. عرضم اینه که ما بیشتر از این که کل حرفم، پوینت حرفم اینه، بیشتر از این که نگران همگرایی، نمیدونم واگرایی، یه همچین چیزایی باشیم، باید بتونیم از طریق گفت و شنود تمرین پلورالیزم بکنیم، یعنی به رسمیت شناختن اون کسی که داریم حرفشو میشنم. البته میتونم درک بکنم که یه سری از نظرها رو، یه سری از مواضع رو نمیشه به رسمیت شناخت. کدوم مواضع رو نمیشه به رسمیت شناخت؟ مواضعی که تضییع میکنن حقوق دیگران رو. اینجا میتونیم استوب بکنیم، اینجا میتونیم حتی گفتگو شنود و گفتگو رو متوقف بکنیم. شنیدن مواضع داعش، خب شنیدنش چیزی نداره، خطری به همراه نداره، منتها به رسمیت شناختن مواضع داعش، یعنی به رسمیت شناختن نظرهایی که حقوق دیگری رو تضییع میکنه، نه تنها تضییع میکنه، تعدی میکنه، تجاوز میکنه به حقوق دیگری، اینجا ما استوب میکنیم، به رسمیت نمیشناسیم. ولی هر آنچه که در دایره حقوق قلمداد بشه و مواضعی نباشه که درش فاشیزم، نمیدونم اینا اتفاق بیفته، ما میتونیم به رسمیت بشناسیم و گفت، حتی اگر باش مخالف باشیم. حالا این که در چه فرمی، عرض کردم در دیبیت این شکل میگیره، در نمیدونم یه گفتگو ساده، تعامل، اینا شکل میگیره، اون دیگه بحثیست علاهده. عرض بنده تمام، ممنون که فرصت دادید عرض بکنم. ممنونم آرش جان. آزین جان، من یه توضیحی در مورد سوال ایشون خواهش میکنم، بفرمایید. بله، خب سوال ما، یه مقدمه در اول جلسه من گفتم، الان یه توضیح مجددی هم میدم تا در واقع این سوال آقای آرش هم در واقع هدف از جلسه مشخص بشه. ببینین یه مثال واسه تو میزنم. دموکراسی یعنی که تصمیم گیری ها بر اساس نظر جمعی صورت بگیره. اوتوکراسی یعنی نظر یک نفر انجام میشه. حالا دموکراسی رو بعضی رو تقلیل میدن به اینکه خب ما هر کاری که خواستیم میکنیم یه رأی میگیریم. این در واقع منجر به یک دموکراتیک دیسیژن میکینگ مؤثر نمیشه. یعنی یک تصمیم گیری دموکراتیک وقتی مؤثره که قبلش این دیالوگ، گفت و شنود، گفت و شنید صورت بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه قبل از گفتگو این افرادی که بناس به صورت دموکراتیک راجع به یه چیزی تصمیم بگیرن و دایورسیتیشون و همین بحث در واقع تفاوت‌های نظراتی که دارن رو طبیعتاً ما میپذیریم. با همه این تفاوت نظرهایی که دارن، در نهایت در یک روش دموکراتیک باید یه تصمیمی برای جمع گرفته بشه دیگه. اگر بلافاصله بعد از اینکه هر کسی بر مبنای پیش‌داوری‌هایی که داره بخواد رأی گیری بشه و بگن خب دموکراسی دیگه، هر کسی حالا رأیشو بگه، این تصمیم گیری مؤسس صورت نمیگیره. چرا؟ به خاطر اینکه قبل از اینکه یک تصمیم گیری دموکراتیک صورت بگیره، باید اول مفاهیم مشترک بین
افرادی که داره ازشون این سوال پرسید میشه در واقع شکل بگیره. بعد باید خود پرسش برای همه اینا تفهیم بشه که ما الان راجع به چی داریم پرسش میکنیم. بعد باید هر کدوم از اینا نظر اون طرف دیگر رو بفهمه، وگرنه اگه نظر طرف دیگر رو نفهمه نمیتونه در واقع به تصمیمی منجر بشه که منافع اکثریت رو تامین بکنه. هر کسی بر اساس اون طوری که دنیا رو میبینه یک برداشتی از دنیا داره، حتی اگر هدفش این باشه که منافع همه رو تامین بکنه، ولی چون بر اساس برداشت خودشه این معلوم نیستش که منافع همه رو تامین بکنه. یعنی مثلا من فکر میکنم که واقعا هم خیرخواه هستم، ولی خب یه جوری بزرگ شدم، یه درسای خوندم، یه خانواده‌ای بوده، یه اجتماعی بوده، بزرگ شدم توش، فکر میکنم اگه فلان اتفاق بیفته برای همه خوبه. اگر من قبل از اینکه رأیمو در اون محیط دموکراتیک و با همه اون تنوعی که درش وجود داره میخوام بدم، به حرفای دیگران گوش نکنم و فهم نکنم جهانبینی دیگران رو راجع به همون مسئله، نمیفهمم که شاید اصلا این چیزی که من فکر میکنم منافع همه رو تامین میکنه، منافع همه رو تامین نکنه. و بعد از اون هستش که الان میرسیم به سوال شما که در واقع همگرایی منظور چیه. منظور از همگرایی همین کانورجنس، نه اینکه همه با هم دیگه هم فکر بشن. یعنی باید در پایان یک جلسه خوب گفتگو، من اگر از همه پرسیدم که مثلا از یک فردی که با من مخالفه پرسیدم که نظر من چیه، اون بتونه نظر منو قشنگ توضیح بده، این معنیش اینه که فهم کرده نظر منو، نه که قبول کرده ها. و اگه از من بپرسن که این فردی که نظرش با من مخالفه چیه، من بتونم قشنگ نظرات اونو توضیح بدم و بگم آره نظر ایشون اینه. و این قسمت اول، یعنی قسمت مینیمم نتیجه یک گفت و شنود مؤثره، که حالا که من میخوام رأی بدم در این که عمیقا حرف دیگری رو فهم کردم، جهان بینی اونو فهم کردم، حالا ممکنه هنوزم نظرش رو قبول نکرده باشم. قدم بعدی در واقع یه لقم قدم بالاتر از همگرایی نازش که اگر اون فرد استدلال قوی داشته باشه یا مشاهداتی داشته باشه که من ندیده باشم، دنیا ماجرای همون فیله که در تصوف و در تو فرهنگ غربی هم هستش، بزرگ، همه‌شو نمی‌بینن. اون که اونور فیله به اینوریه باید بگه آقا من اون چیزی که می‌بینم اینه، تا هممون بتونیم اینو درست ببینیمش. ممکنه که در این ماجرای تفاهم که داره صورت میگیره، فهم مشترکی که داره صورت میگیره، طرف یه سری اطلاعاتی به من بده که من نداشتم، یه سری استدلالاتی بکنه که من ارون در واقع گزاره ها و داده ها چنین استدلالی رو بهش توجه نکرده باشم. این ممکنه که حالا منجر به یک قدم بالاتری از در واقع همگرایی یا همون کانورجنس صورت بگیره، که نه تنها من فهم طرف مقابل رو، دیدگاه طرف مقابل رو میفهمم، بلکه باعث بشه که دیدگاه منم حتی عوض بشه. و اگر معمولا اگر ما به حرف دیگران خوب گوش بکنیم، قسمت شنود اهمیتش اینه، هم اطلاعات بیشتری راجع به ماهیت این فیل به دست میاریم، هم اگر طرف استدلال‌های قوی داشته باشه استنتاج‌های بهتری رو خواهیم داشت و ممکنه که با اون فرد موافق‌تر بشیم. 100% هم ممکنه موافق نشیم، بازم کما اینکه عین این ماجرا در جهت عکس هم ممکنه صورت بگیره. ما مشاهدات خودمون رو در اختیار اون فرد بذاریم که همه چیز رو مشاهده نمیتونه بکنه تو این دنیای یونیورس بی‌نهایت بزرگ. یه سری ما مشاهدات اون تکمیل میشه، از استدلال ها ما در اختیارش میشیم، استدلال های اون تکمیل میشه. و به نظر من بهتره که ما این رو در چارچوب تقابل بین دولت و ملت یا تقابل بین این حزب و اون حزب در نظر نگیریم، بهتره در چارچوب یک ملت یا یک داخل یک فرهنگ یا داخل یک حتی بزرگتر از برای جامعه بشری اینو در نظر بگیریم که اگر این اتفاق بیفته و همه به حرفای همدیگه گوش بکنن، علی رغم همه دایورسیتی که وجود داره، ممکنه در نهایت موقع تصمیم گیری دموکراتیک تصمیم گیری بهتری گرفته بشه، چون همه آگاه تر هستن، همه از استدلالای دیگران جدا. و اینجا هدف این نیستش که در واقع منظور از همگرایی یکسانی به هیچ وجه نیست. اصلا در لغت انگلیسی
کانورجنس هم که دفعه پیش ما گفته بودیم واگرایی ترجمه دایورجنس بود، کانورجنس هم یعنی به هم نزدیک شدن، نه اینکه یکی شدن و کپی برداری شدن همه فرمت بشن این هم دیگه. امیدوارم که هدف این جلسه رو تونسته باشم بیشتر توضیح بدم. ممنون آقای دکتر. آقای بی‌مقدار شما رو من فکر می‌کنم جا انداختم، به عذرخواهی می‌کنم اگر از من قصوری بود. بفرمایید الان مایک دارید شما. من سلام عرض می‌کنم و وقت بخیر. بیشتر من این قسمت شنونده یا شنیدنش رو دوست دارم بشنوم. خوب اتاق تخصصی هست اکثرا روانشناس‌ها و افرادی که خوب تخصص در این حوزه دارن، بنده بیشتر مایل بودم شنونده باشم. ولی راجع به جامعه ایران متاسفانه الان همین بحث گفتن و شنیدن کمتر اتفاق میفته، چه حالا در خانواده ها میبینیم، حتی بچه های امروز بیشتر دوست دارن مطالب رو بگن و برن و یک طرفه شده متاسفانه. من حالا بحث سیاسی اینا نمیخوام بکنم، بحث اجتماعی و فرهنگی را میخوام از اون منظر برم و همینه دچار مشکل شده. و یا حالا بیشتر بحث میشه که این اختلافات سنی و فواصلی که بین افتاده امروز شاید زبان مشترک، اون همگرایی چیز حتی در داخل خانواده و در سطح جامعه دیده نمیشه و روز به روز این فاصله ها هم بیشتر میشه. و باید همینجور چه این جلسه رو گذاشتید بیشتر روی این محور کار بشه چه این فاصله ها کم بشه تا گفتار و عقاید همدیگر رو درک بکنن. حالا من یه بخشش رو فکر میکنم از این نشأت میگیره که با توجه به پیشرفت تکنولوژی و مخصوصا این دنیای مجازی که قبلها بین مردم فیزیکن دیدارها گفتشنودها بود، الان این فواصل بیشتر شده و فرزندام همینه بیشتر وقتشون در این فضا میگذره تا فضاهایی که بتونه تحت تأثیر آموزه های خانوادگی قرار بگیره. بیشتر از این وقت اتاق رو نمیگیرم، شنونده هستم و استفاده میکنم از نظراتتون. بسیار ممنون از شما. جناب آقای بهادری تشریف دارین شما؟ آقای بهادری بسیار خوب. جناب آقای محجوب شما تشریف دارین؟ بله حضور. بچه من بود آقای آروین، اگر که قصرید من صحبت نکنم. اتفاقا همین درست دقیقاً. من عذرخواهی میکنم. نه ببخشید، ترکیب صفحه من یه مقداری شاید دچار من خیلی حوصله واقعتش بخواین اعصاب روی استیج موندن و منتظر موندن ندارم. این اختیارش با خود شماست خانم، اگر اعصاب دارید یا ندارید. من که کلا کمی رو دروازه قرار گرفتم اومدم بالا، بعد گفتم عجب کاری کردم. نه رو دروازه من نمیدونم حالا شما با کی قرار گرفتید، ولی اگر مطلبی دارید میخواید بفرمایید. من مطلب خاصی ندارم، فقط میخواستم صحبتی که در مورد گفتمان شد اینجا در واقع برگشتش ترجمهش تو زبان فارسی در واقع اون چیزی نبود که دوستان داشتن در موردش حرف زدن. آقای آرش هم یه توضیحاتی کوتاهی داد، هرچند ناکافی بود، اما خب یه سرچ گوگلی دوستان بزنن متوجه میشن که گفتمان با گفتگو در زبان فارسی متفاوته، هم به لحاظ نظری یعنی فلسفه‌ای که پشتش هست و هم ما بقیه چیزا. اما در مورد تایتلتون، راستشو بخواین من فکر کنم یه سری استپ‌های قبلیش من متوجه نشدم منظورتون از گفت و شنود مؤثر و ایجاد فرصت‌های همگرایی چی بوده. گفتگوی کی با کی، چی با چی، گفتگوی من با پسر خالم روی کاس ماست و نون، گفتگوی دوتا ایدئولوژی، گفتگوی دوتا گروه همگرا، گفتگوی دوتا اصلا تو کدوم زمین بازی، منظورتون توی ایران
توی یک کشور توی سوریه است، توی امریکاست، کدوم تو کدوم زمینه بازی قراره با در موردش حرف بزنیم؟ میخوام من اینو توضیح بدم که مشخص بشه. بله، ببینید ما کنگره ایرانیان کانادا که این جلسه رو برگزار کرده، من شما تشریف نشتین اول جلسه توضیح دادم، ما کنگره ایرانیان کانادا هر دو هفته یه بار جلساتی داره در جهت تامین منافع مشترک ایرانیان کانادا. و خب ایرانیانی که در کانادا هستن، خب در ایران هم خیلی هاشون هستن، خیلی هاشون دانشجویانی هستن که اصلا تبعه کانادا نیستن و در کانادا هستن. هدف کنگره ایرانیان کانادا ایجاد گفتگو در یکی از اهداف اون، یکی از کارهایی که دوست داریم انجام بشه، ایجاد گفتگوی اقلایی و همگرایانه در جهت ایجاد سینرژی و موفقیت هرچه بیشتر و تامین منافع ایرانیان در کانادا هستش. ولی خب این تایتلای کلاب هاوس اجازه نمیده که توی هر کدوم از نمایش بنویسیم ایرانیان کانادا، دو تا کلمه سه تا کلمه رو ما رو اشغال میکنه. از یه طرف پس بنابراین اگر به اون هدف مشخص دقیقا بخوایم بدونین، ما هدفمون جامعه ایرانیان ساکن یا در ارتباط، حالا خیلی کلی در ارتباط با کانادا هست، با همه دایورسیتی هایی که دارن، خیلی نه اونطوری که شما فرمودین نه اینقدر با هم متخاصم همشون هستن، نه همشون با هم وحدت کلمه و قول معروف دارن، با همه اون دایورسیتی که شما میتونین متصور باشین، این افراد و ایرانیان در هر کجایی که هستن اگر که با همدیگه گفتگوی بهتری بکنن، در واقع نتیجه دموکراتیک دیسیژن میکینگشون، تصمیم گیری های دموکراتیکشون که در کنگره ایران و کانادا تصمیم گیری ها دموکراتیکه، خود بندم که اینجا الان در حضور شما هستم با رأی افراد دی انتخاب شدم که $20 دادن عضو این کنگره شدم به همین سادگی، و پس الان من رأی ندن من هیچ کار هستم اینجا. این تجربه دموکراتیک و بهبود این تجربه که ناشی از گفتگو و درک متقابل باشه یکی از اهداف ماست. حالا شما در ارتباط با این اگر هر پیشنهادی بکنین که باعث بشه که در بین جامعه ایرانی این گفت و شنود مؤثرتر واقع بشه، یعنی من الان مثلا علت مثال دارم میزنم، کنجکاوم شخصا که علت بی صبری شما رو مثلا بدونم، شاید تجربه‌ای داشتین در اتاقای دیگه در نهایت بهتون مثلا فرصت گفتن داده نشده یا اینقدر شلوغ شده فرصت شنیدن پیدا نکردین، همین چیزا هستش که ما میخوایم. اصلا اینطوری نیست. آره من همیشه فرصت گفتگو داشتم. مسئله این بود که سوشال ها برای من خیلی بهتر بودن. حالا که میگم من یه کاربر خیلی معمولی اینجا هستم، یه کاربر ناشناس، اما منظورم این بود که چیز بود، اصلا جدیش نگیرید اونو، ربطی به این روم نداشت. راستش رو بخواین اون چیزی که در مورد این مسئله توی کانادا گفتین، اگه منظورتون ایرانی های توی کانادا هستن که من اگه قرار من در مورد این مسئله صحبت کنم که چه شکلی میشه همگرایی ایجاد کرد بین در واقع ایرانی داخل کانادا، بازنمایی مردم ایران توی کانادا توی اجتماع کوچیکش در واقع صورت گرفته. یعنی ما یه اجتماعی داریم از آدم هایی که از گروه های مختلف فکری فرهنگی اومدن اینجا، ولو اینکه حالا حتی ممکن از لحاظ اقتصادی خیلی بالا پایین مینشون نباشه، مگر قشر دانشجو که به لحاظ استبیلیتی مالی در وضعیت پایین تری قرار دارن. یه لحظه ببخشید. برای همین هم از یه مقدار کار ساده تر از حد دستکم صورت میگیره، اما من ایدئولوژی رو اینجا خیلی خیلی قوی تر از داخل ایران دیدم. ببخشید من بچم خیلی یه لحظه. اما من اینو خیلی، یعنی اون بایسایی که توی ایرانیا این ور دیدم خیلی اکستریم تر، خیلی نمیدونم، خیلی اونطوری ملموس که بشه تاچشون کرد
اینم یعنی خودش میگم که خیلی بار در واقع اون حقیقتی که توی ایران داره اتفاق میفته توشون نیست، یعنی صرفا ایدئولوژی ها مبتنی بر یک فضای غیر واقعی صورت بگیرن، مثلا روی یه سری چی بهش میگن نوستالژی ها یا هر چیزی که از زمانهای خیلی دوری اومده براشون. از آن چیزی که داره در واقع هدفی که داره توی ایران اتفاق میفته یه گپ خیلی زیادی بینشون هست، واسه همین هم هستش که این اگزاجره شدن رو خیلی توش تبیشون میبینیم، حالا چه سامانه پادشاهی، مشروط خواهان، چه جمهوری خواهان، چه حتی به لحاظ ایدئولوژی چپ راست، این رو ما خیلی چیزتر میبینیم، یعنی خیلی شدتش رو من بیشتر میبینم توی ایران یا چیز کانادا. اما اینکه چطوری میشه همگرایی ایجاد کرد، متاسفانه نمیشه چنین کاری کرد. ما فکر میکنم تنها نهایتا کاری که بشه کرد این که به رسمیت شناخت صداهای حتی متخاصم رو یا متضاد رو یا ناهمگرا رو. علتش هم این است که من فکرم تمرکزم از دست دادم. باتون خداحافظی میکنم، بچه‌م خیلی داره چیز میکنه. بسیار ممنون خسر کنم. جناب آقای محجوب شما رو میشنویم. من سلام عرض میکنم خدمتتون. زن گفت من تحمل اعصاب ندارم میخوام. مرد گفت میتونی بری. نشنید را. همان کسی میگوید ما در کانادا، اجازه بدید که خواهش من درسته یکم خشمگین است، اما با هم داریم صحبت میکنیم درباره مهارت صحبت کردن، گفتگوی مؤثر، درباره سیب حرف میزنیم اما سیب را نخورده ایم. چه اتفاقی افتاده که انقدر شیک در مورد خیلی چیزا حرف میزنیم؟ آره فقط حرف میتونیم بزنیم، اصلا کسی خشمگین نشد، خیلی قشنگ بود. زن که من عصبانیم نمیتونم تحمل حالا من متوجه نشدم اصلا آقای محجوب در رابطه با این اتاق صحبت میکرد یا نه. آقای فرهاد خان شما رو میشنویم، بفرمایید. درود به همگی. بچه بودیم به ما میگفتن که مثلا حرف مام باباتو گوش بده، نمیدونم حرف معلمتو گوش بده. این گوش بده به معنای عمل کن بود، یعنی باید به اون حرفا عمل میکردی، ولی در واقع این مثلا حرف دیگران رو گوش بدی معنیش صرفا عمل کردن به اون حرفا نیست. ما اینجا اشتباه میکنیم، بارها خودم برام پیش اومده که مثلا گفتم که خب گوش بده چی میگم، بعد میگه تو چرا دخالت میکنی تو کار من، یا مثلا این برداشت ما اینه که اگر بنا شد حرفه، البته نه همه ها، بعضی مواقع اینجوری تصور میکنیم که وقتی گفته میشه گوش بده یا مثلا بشنو، فکر میکنیم که یعنی باید به اون حرف عمل کنیم و باید اون کار رو انجام بدیم، واسه همین جبهه میگیریم در قبال گوش دادن، در مقابل گوش دادن و شنیدن درست حرف طرف مقابله. حتی بین زن و شوهران خیلی وقتا همین اتفاق میفته که این گوش دادن و شنیدن رو به معنای دستور میگیرند و واسه همین سریع به تقابل می انجامه که طرف مقابل میخواد حرفش رو رد کنه، یا اصلا تمام برنامه ریزیش اینه که پاسخی به اون حرف بده به جایی که گوش بده ببینه دقیقا اون چی میگه. ولی فکر میکنم حالا من نه کانادا زندگی میکنم نه حساب بیزنس یا کاری دارم نسبت به کانادا و حتی هموطنانمون در کانادا، فکر میکنم
دلیل این نیازی که این روزا احساس میشه تو جامعه ایرانی ها در دست کم در داخل و تو در خارج، دلیلش اینه که خب بخش زیادی از جامعه سرخورده شده از وضعیت کشور و یه جورایی همه در حال زندگی بودن دیگه با همین شرایطی که تو جمهوری اسلامی داشت تغییراتی ایجاد میشد و همه دلخوش به این بودن که شرایط بهتر بشه و بعد از این که به این نتیجه رسیدن که نه قرار نیست با جمهوری اسلامی چیزی تغییر کنه، دستکم تغییر مثبتی ایجاد بشه و تازه اداره شرایط هی روز به روز بدتر هم میشه، حالا میخوان شرایط تغییر بدن و این گفتگو به نظر من در یا گفت و شنید که حالا به نظر من در واقع معنیش همون میشه، چه گفتگو بگیم چه گفت و شنید، این نیاز احساس میشه حالا بین مردم، بین گروه های مختلف مردم که عقاید و تفکرات مختلفی دارن و تا مثلا چند سال پیش همه یه جورایی قبول کرده بودن جمهوری اسلامی رو با همان چیز با، یعنی حالا جمهوری اسلامی نظام سیاسی حاکم بر کشور رو و در واقع تصور این بود که باید آموزش داد، باید از پایین شروع کرد تا شرایط کم کم رو به بهبود بره. توی مقطعی هم البته این اتفاق افتاد و شرایط داشت بهتر میشد. با توجه به این که به بنبست خورده این روند بهبود وضعیت، حالا میخوان به یک نتیجه برسن که چی کار کنن. این نه این که بگی حالا مثلا یه دستور عملی باشه، نه من احساسم اینجوریه با توجه به رفتاری که از خیلی ها میبینم، مثلا همین آقای نصیری که برمیگرده و یه صحبت هایی میکنه، خب این یکی از حامیان سیستم بوده و خیلی از حتی منتقدین حکومت هم امروز نظرشون تغییر کرده و دارن یک راه و روش دیگه ای رو در پیش گرفتن. این گفتگو اینجا شما رو به یک نتایج میرسونه، به یک به حساب که بخوان اگر ما بخوایم این سیستم رو تغییر بدیم حالا باید چی کار کنیم برای اینکه بخوایم یک شرایط بهتر، یک نظام سیاسی بهتری رو جایگزین کنیم، باید ضعف ها و نقاط ضعف این سیستمی که الان حاکمه رو درست بفهمیم که در نظام بعدی این اونا رو برطرف کنیم. یکی از باز دلایل آروم آروم حرکت کردن مردم ایران به خاطر اون تجربه هایی بود که قبلا داشتن و اون رفتارهای احساسی سال 57 و نگران، یعنی میترسن از این که دوباره اون اتفاقات بیفته و مثلا شرایط بدتر بشه، چون این ترس و شاید خیلی ها نداشته باشن ولی خیلی ها هم دارن و این نگرانی وجود داره، یه نگرانی واقعی هم نمیشه گفت اصلا ریشه نداره و یک چیز انحرافیه، نه یک نگرانی واقعیه و این اتفاق ها نه هم تو کشور ما افتاده هم تو کشور دیگه رخ داده. من احساس میکنم یعنی یک نیازی که از گفتگو به وجود اومده یکی از دلایلش شاید این باشه. اما یه نکته دیگه که دوستان گفتن این که ما خیلی وقتا مثلا در همین مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی که داریم به حالت کلی مسائل رو بررسی میکنیم و در به صورت کلان به مسائل نگاه میکنیم، دنبال کشف حقیقت بودن شما رو به خطا میبره یا اینکه دست کم به نتیجه نمیرسونه. ما باید دقت کنیم که اگر هم دنبال حقیقت هستیم از طریق واقعیات باید به اون حقیقت برسیم.
منظور من اینه که شما یه وقت یه تصادفی تو خیابون رخ میده و این پلیس برای اینکه بیاد مشخص کنه کی مقصره، حرف شما رو گوش نمیده که بگه من مثلا عجله داشتم، مریض تو ماشین بود، فلان، این خب اینا نداره. میاد واقعیات صحنه رو بررسی میکنه و بر اساس اون قوانینی که براش تعریف شده مقصر رو مشخص میکنه. خیلی وقتا شاید حقیقتا اون کسی که مقصر شناخته میشه از نظر پلیس یه جورایی حق داره و حقیقت حالا اینه که مثلا اون داره درست میگه، ولی ما برای اینکه بتونیم مشکل رو حل بکنیم و برای اینکه به حساب بشه یه جورایی کنترل کردیم شرایط رو، نمیتونیم به اون حقیقت گوش بدیم یا حداقل بهش چیز کنیم، رسیدگی کنیم یا بر اساس اون بخوایم. اگر قرار بود اینجوری به مسائل مثلا رسیدگی بشه، همین مثالی که زدم تصادف رانندگی یه موزلی میشد تو جامعه. میخواستم فقط این مثال زدم که منظورم از حقیقت و واقعیت دقیق تر بگم منظورم چیه. دوستان همه میدونن، ولی خب گفتم روشن‌تر صحبت کنم. حالا در مسائل سیاسی هم همینه، ما نیازی نیست که صرفاً مثلا بفهمیم که پشت یک مسئله یا یک اتفاقی که داره رخ میده دقیقاً چیه، دقیقاً چه کسانی دارن مثلا فساد و ترویج میکنن. چرا به فرهاد عزیز بسیار ممنونم از خوبی که داشتین. آره، نمیگم داریم دور میشیم. اگر اجازه بدیم حالا پیرامون این موضوع توی دور دوم برگردیم. نه 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 نه، حق با شماست. ممنونم، بسیار ممنون از اینکه هم نظرهای شما رو روی استیج شنیدیم، هم توی چت روم نوشتین. جناب امیرحسن، من دعوت فرستادم خدمت آقای محجوب، متاسفانه ظاهرم پایین رفتن، حالا نمیدونم چرا من دعوت میفرستم نمیاد. اگر شما هم توی چتروم بتونید اینوایتشون بکنید ممنون میشم. خانم آسوده، میخوان شما رو بشنویم و بعدش هم آقای تایاز عزیز. البته آقای امیر حسین هم صحبت نکردم، بعد از خانم آسوده میخوان آقای امیر حسین رو بشنویم که صحبت نکردم و بعدش تایاز. خیلی ممنونم از فرصتی که میدین. من یه صحبت کوچولی داشتم در مورد بحث هم اسم اتاق امروز هم دفعه پیش. در واقع هر دوتای این عنوان عناوین زیر مجموعه هستند که ما در نظر گرفته بودیم. به نظر من اینطوری اومد، یکی درک دموکراسی و تمرین دموکراسی. در واقع صحبت از همگرایی و واگرایی و اینا که ما میکنیم به این معنی هستش که ما فرصت صحبت کردن و نظر دادن بقیه به آدم ها رو داشته باشیم. این بسته فرقی نمیکنه، این از تمرین دموکراسی، از مسائل حتما نباید مسائلش عجیب و غریب سیاسی، واقعیت یا حقیقت، بحثای پیچیده باشه. اینکه سر مثلا انتخاب غذا، آیا امروز این غذا رو بخوریم یا اون غذا رو بخوریم، این حلم، این تحمل رو داشته باشیم که نظر یک نفر دیگر هم بشنویم. و این که آدم تمرین بکنه دموکراسی را و اجازه بده که حرفا گفته بشه، حتی به نظرم قطعا در مورد من مشخصا معتقدم که باید آدم حرفایی را که حتی یکی از دوستان میگفتش که رسمی شنیدن به یه حرف رسمیت دادن به اون نیست، ولی شنیدن به یک حرف میتونه بیماریای یه جامعه را به ما نشون بده. اگر که فاشیسم، یک آدمی که فاشیسته را به حرفش گوش بده، آدم میتونه درک کنه که این بیماری از کجا اومده و سعی کنه راه علاجش رو پیدا کنه. یعنی اول باید بهترین راه حل یک مسئله
طرح صورت مسئله به صورت درست هستش. اون چیزی که جامعه ما احتیاج داره درک دموکراسی و تمرین دموکراسی هستش و این حتما نباید، حالا میتونه مباحثه باشه، مجادله باشه، مناظره باشه، اسمای مختلف بهش میتونید بدید، ولی مسئله تمرین دموکراسیه و اینکه آدما تحمل اینو داشت اینو در خودشون پرورش بدن که حتی یه عقیده‌ای که 100% در فکر میکنن یه آدمی داره صحبت میکنه قبولش ندارن رو گوش بدن و بعد اگر که احساساتی نشن دلایل خودشون بیارن، یا اینکه اگر نمیتونن دلایل بیارن این اثر رو میذاره که در پایان صحبت احساس کنن که من باید برم بیشتر مطالعه کنم، برای اینکه احساس میکنم این آدم داره غلط صحبت میکنه و من ابزار اون که اونا باش بشینم به صورت مستدل صحبت کنم و ندارم، پس باید برم خودم آموزش بدم. نهایتا بعد از یک صحبت درست هر طرفین و تمام مجموعه توی یه جای بالاتری قرار میگیرن. آدما وقتی که صحبت اجازه صحبت کردن به کسی دیگه میدن، یه سری دیگه ای هم که توی جمع هستن شاید اونا به اصطلاح یک سری مسائل دیگه ای رو مطرح کنن. فقط صحبتم این بود. منظور از جلسه به نظر من میاد که تمرین دموکراسی باشه. ببخشید وقتت نمیگیرم. ممنونم خانم آسوده. آقای امیر حسین هم که صحبت نکردن بفرمایم که ما برگردیم به دور دوم. بفرمایید جناب امیر حسین. سلام جناب آروین، من در جریان بحث بودم، دعوت فرستادید اومدم بالا، ممنون. اگه ممکنه من بعدم صحبت کنم. خواهش میکنم. آقای محمد علی تقوی، شما فرمایشی دارید؟ خب تایاد جان، شما رو بشنویم و بعدش هم آقای طوفانی و هم دیگه توی دور دوم جناب آقای امیر حسن هم. بله ببخشید آقای دکتر قاسم نژاد، ما شما رو اصلا چون به عنوان صاحب این اتاق میشناسیم، اصلا دیگه صاحب اختیار میدونیم که هر وقت لازم بود خودتون مایکو باز کنید. نه خیلی من دارم سوال پرسیدن جواب دارم، منو بذارین تو نوبت بعد از آقای طوفانی. خواهش میکنه، بفرمایید. من صحبت میکنم. خیلی ممنون، خیلی حرفای خوبی زده شد. من خیلی خوشحالم راجع به این همگرایی خورده صحبت شد. شاید برداشت منم یه خورده میگم به اون معنای اتحاد به اون چیزی که تو ذهن دوستان بود نمیخورد، یعنی اون نکته که شما گفتید آقای آروین عزیز با توضیحاتی که آقای دکتر قاسمی نژاد گفتن راهگشا بود به نظرم، من تایید میکنم. ولی حالا من دوست داشتم تو این نوبت یه قیاسی به ذهنم رسید از این مسئله همگرایی و واگرایی، دوست داشتم اینو شیر کنم با بقیه به اشتراک بذارم، شاید راهگشا باشه. به نظرم گفتگو رو اگه من بخوام از یه انالوجی استفاده بکنم، از یه قیاسی استفاده بکنم، شاید بشه یه جور آماده شدن برای همسفر شدن قیاس کرد. یعنی من و شما بالفرض دو طرف گفتگو با همدیگه دیدار میکنیم، ملاقات میکنیم، به یک توافقی میرسیم، یه آمادگی میکنیم، یه برنامه میریزیم برای اینکه از نقطه A با یک ابزاری، با یک وسیله‌ای به نقطه B بریم. این همسفر شدن یا آمادگی برای همسفر شدن به نظرم میشه، میتونیم با هم اینو قیاس بکنیم با گفتگو، خصوصا اگه مثلا اینجوری بهش نگاه بکنیم. اگه معجزه گفتگو رو اگه به این اعتقاد داشته باشید، گاهی اوقات گفتگو مثل معجزه است، یعنی در تمدن بشری گفتگو به نظرم یک همچین کارکردی داشته. اگه به این فکر بکنید که این معجزه گفتگو اون جایی شبیه اون قیاس همسفر شدنه که انگار با یک همسفری وارد یک جاده شدید، نه مثل جاده هایی که امروز از اول مقصد رو به گوگل میدید و گوگل مپ میدید و میرید، ولی یک جور سفر بدون نقشه، یک جور سفری که بالفرض نمیدونید آیا
پیچ بعدی به سمت راست خواهد پیچید یا به چپ، یعنی نمیدونید با چه مواجه خواهید شد. گفتگوی همچین سفریه با آدم درستش، همراه با آدم درستش. به نظرم این قیاس خوبیه. حالا من از این میخوام استفاده بکنم به یه نکته ای برسم. به نظرم این توافق برای گفتگو اون نقطه کلیدیه. اینو من یه بار گفتم، فهم نفر مقابل. یکی از دوستان از برسمیت شناختن صحبت کرد، خیلی نکته درستیه. به نظر من برسمیت شناختن شاید حتی قبل از فهمیدن، یعنی حتی حاضر بشید با طرف ملاقات بکنید، بپذیرید، ولی به نظرم کافی نیست. یعنی مرحله بعد از برسمیت شناختن به نظرم حد اقلیه. برسمیت شناختن مرحله بعدی فهمیدن دنیای همدیگه است، اینکه شما کجا هستید، مبدأتون کجاست، کجایید، آیا قراره به هم جای برسید. مثلا فرضون با تلفن دارید صحبت میکنید، در یک جای قرار بگذاریم که به یک جای بریم، در یک پمپ بنزینی قرار بگذاریم به یک جای بریم، به کجا خواهید رفت. خیلی مهمه. گاهی اوقات ما جای مشترکی هستیم ولی قرار از هم دور بشیم. فرض بکنید من و شما دو نفر، دو دوست قدیمی در یک جای، در یک مثلا میدان ونک، در دور میدون ایستادید، با یه ماشینی با وسیله نقلیه‌تون به هم خوردید، دارید استراحت میکنید، نفسی میگیرید، میگید ای چه جالب ما در یه جای مشترکی ایستادیم، ولی غافل از این که نمیدونید، میگید خب هم سفر شیم، بریم با هم بریم، حالا که ما قصد رفتن داریم اومدیم بیرون، ولی خب یکیتون داره به سمت مثلا میدان تجریش حرکت میکنه، یکیتون داره به سمت میدان انقلاب حرکت میکنه، در دو جهت مخالف. میخوام بگم گاهی اوقات آقای دکتر، دوستان، به نظر من گفتگو نتیجه طبیعی گفتگوی سالم و درست گاهی اوقات واگراییه، گاهی اوقات دور شدنه، چون شما به این فهم مشترک، به این صلح میرسید با هم دیگه که خب من هدف دیگری دارم، من به سمت یک جای دیگری حرکت میکنم، شما به سمت یک جای دیگری حرکت میکنید. این نزدیکی، یعنی بذارید من یه خود اینو بشکافم چون یه خود میدونم دیالکتیکی شد، یه خود سخت شد شاید، میخوام بگم نزدیکی در حوزه اندیشه و فهمه، نه در حوزه اکشن، نه در حوزه اکسیون. یعنی شما خیلی وقتا با یک عده‌ای یک اکسیون انجام میدید ولی فهمتون متفاوته، همه چیتون انگار مشترکه. مثلا بالفرض شما میخواین در یک تظاهراتی در اعتراض بکنید، اعتراض به مثلا یک قتل و جنایتی که مثلا یک رژیمی، مثلا چه میدونم اعدامی که جمهوری اسلامی مرتکب شده، یک جوان بیگناهی، شما میرید در یک اعتراضی شرکت میکنید، همه شعاراتون با اونا مشترکه، نگاه میکنید ای بابا اینا که این تجمع سالیانه مثلا مجاهدین در پاریس، خب میفهمید که کلا مسیر رو اشتباه اومدید. پس میخوام بگم حوزه اکشن، حوزه رفتار و اعمال، همگرایی درش یک مقدار فرق داره. ما باید اول به همگرایی در حوزه فکر، حوزه فهم فکر بکنیم، به اون برسیم، اون رو در واقع هدف بگذاریم تا به حوزه رفتار و به حوزه اون چیزهای دیگه. یعنی اول اگه ما بتونیم بفهمیم از مبدأ کجاست، کجاییم، به کجا قراره برسیم، به این توافق برسیم که چه ابزاری قراره به اونجا برسه، اون وقت میتونیم حالا به این فکر بکنیم که هم مسیریم، هم داستانیم، هم سفریم، حالا واقعا به یک نزدیکی برسیم. ولی گاهی اوقات خیلی سالمتر از افرادی دور بشید. یعنی منظومه فکری یک نفر اقتصاد لیبرالیه، منظومه فکری من تایات اقتصاد لیبرالی نیست، منظومه فکری من یک اقتصاد مشارکتیه، یک اقتصاد جمعیه، یک اقتصاد مثلا مبتنی بر عدالته. خب من نمیتونم به یک تفاهمی برسم، نمیتونم نزدیکش بشم، ناگزیر ازش دور میشم، ولی میتونیم روی یک سطح دیگری در حوزه اندیشه باهاش صحبت بکنم، باهاش بحث بکنم، باهاش جدل بکنم. به نظرم این نکته مهمیه که بهش برسیم که نزدیکی، همگرایی در چه حوزه‌ای اتفاق باید بیفته. یه این نکته رو می‌خواستم، یا نمی‌دونم چقدر حرفام واضح بود، امیدوارم خوب تونستم برسونم منظورمو. یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم راجع به خطابه و در واقع یه دوستی بودن که
از شهروندان ارشدتر ما اینجا بودن که عارف کام نیستن روی اس راجع به این صحبت یه انتقادی به نسل جوان‌تر کردن، گفتن نسل جوان‌تر گوش نمیده، میگه و میره. من خواستم، من حالا البته جوان نیستم خیلی واقعا، منم در دوره میان سال، ولی میخواستم از اون ور منم یه انتقاد مشابه بکنم. بحث خوبی بود، نکته خوبی بود، دوست داشتم یه انتقادی برعکسش هم بکنم، اون ور داستانم ببینیم. نسل جوان‌تر خب طبیعتاً با خانم دکتر تارانی میتونن راجع به بحث‌های روانشناسی و جامعه شناسی نسل جوان‌تر صحبت بکنن که این اتنشن اسپنشون چقدر اومده پایین‌تر و اینا. من نمیخوام وارد اون مسائل بشم، ولی یه چیزی تو فرهنگ ما ایرانی ها هست، شاید این کمک بکنه. فرهنگ ما ایرانی ها توی گفتگوهای روزمرمون، نه گفتگوهای در سطح کلاب هاست و در سطح سیاسی و در سطح جدی‌تر، هم گفتگوهایی که روزمره تو خونمون انجام میدیم، چقدر به نظر من ما مبتلا هستیم به این آفت خطابه. یعنی در با نزدیکانمون، با دوستانمون چقدر خطابه میکنیم، چقدر نصیحت میکنیم، به قول انگلیسی هم میگن preaching در واقع انجام میدیم دیگه. یعنی در موضع بالا، در یه موضع دانای کل، این به نظرم یه آفتی هست که ما داریم متاسفانه توی همه نسل شاید باش برخورد کردیم. پدران و مادرانمون و هم نسلانشون رو نگاه میکنیم، میبینیم انگار اونها در یک موضع دانای کلی هستن و حتی اگر خودشون اون خطاهایی که نسل جوان‌تر مرتکب شدن، چون بدتر شاید با شدت بیشترش بیشتر انجام دادن، این رو نه در یک فرم گفتگوی دوستانه همراه با امپاتی، همراه با همدلی، بلکه با یک فرم خطابواری به نسل جدید انتقال میدن. همینا باعث میشه به نظرم که ما تو گفتگوهای جمعیمونم تمرین نکردیم گفتگو از جنس حقیقت جوی برهان رو. به نظرم این خیلی مهمه، این نکته رو که تمرین بیشتری بکنیم، حداقل با نزدیکانمون که بهشون خطابه نکنیم. اینو من دوست داشتم بگم. اگه چیز دیگه سوالی چیزی بود در خدمت من. شما یک دوتا نکته گفتید، من حالا یادم نیست، ولی اگه خواستید اونا دوباره جواب. ممنونم تایز عزیز، مرسی از شما. آقای دکتر قاسم نژاد بفرمایید. آقای سعید آقا قبل از من هستن. آقای طوفانی بفرمایید. خواهش میکنم. من فکر میکنم دیل با گفتگو فرق داره. دیل در فارسی به معنایی که ما در انگلیسی استفاده میکنیم معادلش رو من پیدا نمیکنم. دیل یعنی اینکه شما در زمان گفتگو برای اینکه بتونی به مقصد برسی، گزاره هایی از طرف مقابل رو میپذیری، ولو اینکه نزدیک باشه به واقعیت ولی واقعیت نباشه. اون چیزی که در کلاب هاست داره اتفاق میفته دیل هست و گفتگو نیست، به اون معنا که شما فکر کنید طرف مقابلی دفعه به شما بگه باهات موافقم، تا دیروز اشتباه میکردم، از این لحظه به بعد من مثل تو فکر میکنم، درست گفتی، نمیدونم حرفت درسته، یا من این شکلی فکر نمیکردم، تمام شد، من متوجه شدم. شما چنین چیزی رو هرگز ندیدید، اما دیل رو میبینید. دیل به این معنا که شما با طرف مقابل داری صحبت میکنی، هدفت اینه که زودتر برسی به منظور و مقصودت، اما موانعی سر راهه و طرف مقابل برای اینکه نرم بشه و حتی اجازه بده شما صحبت کنی، حتی راضی هستی که بذاری شنیده بشی، در این حد هم تخفیف میدی، اگر اجازه بده که کلام شما منعقد شه، شاید شما بتونی چیزی رو تو این فضا یا به زعم خودت یا در اون روم به کرسی نشونده باشی، دیل میکنی، دو تا از گزاره های اونو میپذیری. به نظر من این دائما داره در کلاب هاست اتفاق میفته. طرف میگه که من خیلی آدم مصداقی هستم، اساسا معتقدم در مصداق شما میبینید که چقدر کار سخته و اصلا این حوزه های آکادمیک و نمیدونم نظری که به شدت انتزاعیه و استثناپذیر میره کنار و شما پشت یک مثال واقعی گیر میکنید دیگه. مثلا شما برای این که بتونید در گفتگو بفهمونید که
توی گفتگوی سخت سیاسی که شوخی بردار نیست میخواید بفهمونید مثلا یک حاکمیتی در یک حوزه‌ای داره غلط رفتار میکنه، مثلا مثل حجاب اجباری. برای اینکه بتونید به اینجا برسید میپذیرید که مثلا بله بعضی از نمیدونم افراد در تیم ما بی اخلاقی میکنن یا لجبازی میکنن، عمدن سر به سر جامعه مذهبی میذارن. اینو که شما میپذیری، طرف مقابل حالا بهت این فرصت رو میده جملهاتو تموم کنی و برسی به اون جایی که میخوای بفهمونی حجاب یک پدیده اختیاریه و حکومت داره ظلم میکنه. حالا طرف مقابل شما که یک فرد هوادار جمهوری اسلامیه، اولین آثار دیل رو شما میبینی و اونم اینه که سکوت میکنه، شما گزارت تموم میشه، مایکشو باز نمیکنه باید مخالفت کنه، چون شما پذیرفتی که در تیم شما عده‌ای مذهبیون رو عصبانی میکنه. به نظر من یا باید اینو زیر شاخه گفتگو دونست دیل کردن رو، اونم فقط برای اینکه ارتباط برقرار شه، یا اینکه اصلا باید اینو جدا کرد. دیل گفتگو نیست، گفتگو تقریبا میشه گفت بین دانشجوهای فوق لیسانس و استادها معمولا اتفاق میفته، یا دانشجوهای دکترا و مدرسینشون اساتیدشون، یک بیس مشترک، در عین حال یک سر خم شده جلوی ساحت علم وجود داره و شما میبینی که در گفتگو با توجه به اینکه یک طرف به شدت داره اطمینان حاصل میکنه که من بحثم علمیه، طرف دیگه به دلیل داشتن زمینه های برابر یه وقت میبینید که گفتگو بین استاد و شاگرد انجام میشه و بعضا استاد میگه حرفت دقیق تر از منه، تو بهتر فهمیدی، و استاد از شاگرد چیزی یاد میگیره و شما گفتگو رو میتونید اونجا کاملا ببینید که چطور دو طرف جلوی هم دیگه اقرار میکنن به یادگیری از هم و کاملا مسیر از این به بعد ذهنیشون عوض میشه. ولی الباقی چیزهایی که شما میبینید به نظر من دیل هست و مخصوصا تو موضوعات سیاسی حتی میشه گفت ترفند پیش بردن، تکنیک پیش بردن کلام هم این هستش که شما به طرف مقابل اوکی بدی روی جزئیات تا بتونی کلیاتتو به نتیجه برسونی و به سمع دیگران حداقل رسونده باشی. عرضم تمام. ممنون جناب طوفانی عزیز. بفرمایید جناب آقای دکتر قاسم نژاد. بالاخره بله، با سلام مجدد خدمت همه دوستان. من یه نکته رو میخواستم بگم که هم مربوط میشه به صحبت‌های تایاز هم آیه طوفانی. ببینین گفتگو، دیالوگ، افرادی که درش وارد میشن میتونن اهداف اینو داشته باشن که من نظرم و چی میگن باز خودم قطعیه، در واقع طرف پارتیزان تصمیم خودشو گرفته و دوگمم هست، هیچ نیتی هم در یادگیری و فلان حرفا نداره، وارد میشه که دیگران رو قانع بکنه. این یه همچین کسی از گفتگو برای ارتقای فهم خودش هیچ منفعتی نخواهد برد، ممکنه که منافع دیگه که واسه خودش تعریف کرده به دست بیاره، یعنی بیاد بگه خب مثلا من میخوام تعداد افرادی که از من میترسن زیاد شه، تعداد افرادی که به حرف من علاقه مندن زیاد شه، و مثلا فرض کن تکنیک‌های رتوریک برای این هستش که تو دیگران رو قانع بکنی که همین چیزی که معتقد هستی رو اونا بپذیرن، درشون ایمپرشن ایجاد بکنی که از حرف تو تحت تاثیر قرار بگیرن و بیان رو اون کاری که تو میخوای بکنی و اون کاری که تو میخوای بکنی رو اونا بکنن. این یک دیدگاهه که سیاستمدار رو همطور که آیه طوفانی گفتن، این بله سیاستمدار وقتی که وارد، یا حالا کسی که خودشو
پارتیزان یا رپرزنتیتیو یه گروهی میدونه و اومده اونجا که برای هدف خاصی ممکنه هرگز ادمیت به یاد گرفتن نکنه، اصلا یادم هیچ وقت چیزی رو نگیره. ولی برای افراد دیگری که در گفتگو حضور دارن، چه افراد دیگه یا یه فردی که واقعا آمادگی بهتر شدن برای خودش قائله، یعنی خودشو در وضع ایدئال دانشی، منظورم هم دانش واقعیت چی هست و هم دانش چه باید کرد، رو فکر میکنه که من قطعی نیست دانشم راجع به واقعیت خارجی چه چیزی هست، قطعی نیست، و دانشم راجع به چه باید کرد هم قطعی نیست، این فرد میتونه از گفتگو منفعت ببره برای شخص خودش. یعنی من فرض کنم وارد میرم توی بعضی از جلسات کلاپاسی و در اونجا نیتم فقط این هستش که گوش کنم بیشتر یاد بگیرم. کسایی هم هستن که من مطمئنم تو خود جلساتی که آیه طوفانی برگزار میکنن خیلی ها با این هدف وارد میشن و چیزهای زیادی هم یاد میگیرن از عموم مردم، و این یک منفعت گفتگوه برای کسی که این رو بفهمه که من دان واقعیات جهان رو درباره یونیورس و اتفاقاتی درش افتاده دانش من مطلق نیست و میتونم چیزای جدیدی یاد بگیرم، و در مورد چه باید کرد و راه حل ها هم همه راه حل ها به عقل من نمیرسه، این فردم و مهمم نیست تو چه گروه سیاسی باشه، یعنی طرف چه میدونم اصولگرا باشه یا اصلاح طلب باشه یا شاپرست باشه یا هر چیز که باشه، اگه در این مرحله باشه که بفهمه که من همه چیز دنیا رو نه واقعیتاشو میدونم نه راه حلای رسیدن به اون چیز مطلوب خودم هم همه رو نمیدونم، و ممکنه توی این شنیدن ها یه ایده خوبی به ذهنم برسه، این فرد از گفتگو منفعت میکنه. این یه جنبشه، یعنی کاملا اینا نگاه کنید خیلی فردی، کسی که بعضی از افراد در حضور در گفتگوها منفعت میبرن به شرط اینکه این شرایطو داشته باشه. نکته ای که برای خود من و رشته تحقیقاتی خود من و علاقه خود من جالب تره، اهمیت گفتگو برای جمعه، و به خصوص جمعی که بناست که تصمیمات جمعی بگیره. تصمیمات جمعی یه سری مشکلات خیلی داکیومنت شده هم تو سوشال سایکولوژی هم تو کامیونیکیشن، یعنی روانشناسی اجتماعی و ارتباطات، تو هر دوی این موارد این داکیومنت شده که تصمیم گیری های جمعی مشکلات خیلی زیادی دارن. من همین امروز توی اتاقی بودم، یه نفری داشت یه نظری رو میگفت که تمام کسایی که رو استیج بودن باش مخالف بودن، و کار به اینجا رسید که آقا تو فلانی تو بیساری، و کاملا مستاق یکی از تئوری های کامیونیکیشن هست به نام اسپایرال آف سایلنس، یعنی هم وقتی که افراد میبینن که همه جمع یه نظری دارن داکیومنت شده، حتی علت روانشناسیش هم در اومده، که باعث میشه که افراد دیگه‌ای که ممکن نظر درستی هم داشته باشن اینا ابراز نکنن. یعنی وقتی که گفتگو بین اون جمع درست صورت نمیگیره، مشکلات به قول معروف فلاهای گفتگو تصمیم دست جمعی بلای اون جامعه میشه، و بلای اون جامعه میتونه بشه حتی اگر در درون یک حزب، یعنی حالا چون به مثال سیاسی علاقه من هستیم، ببینیم مثلا تو ایران حکومت یک پارچه میشه، میگن آقا فرض کن دوم خردادی‌ها به حکومت رسن، 4 سال دوم خردادی‌ها حکومت میکنن، 8 سال حکومت میکنن، بعد نمیتونن در بین خودشون سر یک کاندید توافق بکنن، 5 تا کاندید معرفی میکنن و اون کاندید جناح مخالف برنده میشه. این هم در پولیتیکال ساینس داکیومنت شده، هم در ارتباط اجتماعی داکیومنت شده، هم در سوشال سایکولوژی داکیومنت شده. علتش چیه؟ علتش اینه که این افراد نمیتونن با همدیگه گفتگو کنن، مشکلات قدرت هست و اینا میاد داخل میشه که این افراد نتونن با همدیگه گفتگو کنن تا بتونن منافع مشترک و اختلافات موجود بین خودشون رو قشنگ بریزن وسط و بر سر یک هدف مشترک به توافق برسن، چون اصلا نمیدونن مشترکات و اختلافاتشون سر چی هست. و این افراد دقت کنین که واقعا منافع دارن در یک تصمیم گیری جمعی، که فرض کن شما میخواین که جمعاً فرض کن همه افراد طرفدار اقتصاد بازار آزاد در نظر بگیرین، از کینزیان و نمیدونم نئولیبرال و لیبرال، در این که دوست ندارن اقتصاد کمونیست بشه اصلا موافقن،
ولی نتونن با هم دیگه گفتگو بکنن، این ممکنه حکومت بیفته دست سوسیالیست‌ها. و بالعکس اگر اون کسایی که سوشال دموکراسی هستن، سوسیالیست هستن و کمونیست هستن، مثلا تو ایتالیا، نتونن با هم دیگه گفتگو بکنن و یک اتحادی بین خودشون ایجاد بکنن، حکومت میفته دست اون چیزی که 100% بر علیهشون هستش. اینی که برای فرد اون منافعی که گفتم داره، برای جمع از اونم واجب تره. یعنی اگر یک جمعی میخوان دموکراتیکلی به یک تصمیم گیری برسن، دیگه در این مورد دیگه من چی میگن، مستحب نیست، واجبه که این افراد واقعا بشینن ببینن آقا ما در مورد واقعیت خارجی، وضع خودمون و وضع رقیبمون، وضع واقعی جهان چجوری هستش، دو چه چیزایی رو واقعا میخوایم. یعنی فرض کن بالاخره هممون مثلا موافق هستیم که حداقل بازار آزاد مثلا باید وجود داشته باشه در مورد اونایی که به کامپتیتیو مارکت اکونومی، اونایی که سوسیالیستن در همه مثلا با هم دیگه بالاخره موافق هستیم که دولت باید از طبقات ضعیف چیز کنه. یه مشترکاتی رو این اگه با هم دیگه گفتگو نکنن هرگز پیدا نخواهند کرد. یعنی حتی در اون بحث‌های سیاسی اگر اون افراد سیاسی غیر از سیاستمدار هستن، اونایی که میخوان با همدیگه بشنن، اون فردی که مثلا عضو حزب سوسیال دموکرات توی آلمان هست و میخواد با حزب سبز پیوند بکنه یا نکنه، یا توی این شهرشون به حزب سبز رای بده یا ننده، این واقعا باید بشینه به حرف اون فرد حزب سبز، هرچند که مال حزب خودش نیست، گوش کنه ببینه چقدر از حرفاش به نفعشه، چقدر از حرفاش به نفعش نیست. یعنی این که همه افراد با هم دیگه فرق دارن و اختلافات سیاسی دارن و هرگز من در تایید آقای طوفانی میگم انتظار نباید داشته باشیم اونایی که خودشون رو رپرزنتیتیو یه جریان سیاسی میدونن در جریان یه بحث بیان بگن آقا ما قبول کردیم مثلا این حرف تو درسته، ولی اون کسایی که اون پایین نشستن مهمتر هستن. تو اون جلساتی که تو این جلسه ما که الان مثلا 70 نفر 80 نفر هستن، تو جلساتی که شما برگزار میکنین 1000 نفر هستن، اون چیزایی که اون بالا نشستن اهمیتشون کمتره. این که حرفایی که داره زده میشه درباره واقعیت خارجی چقدر مستدل باشه و استنتاجاش چقدر سالید باشه، برای شاید در درصد کمی منجر بشه به یک فردی که اون روبرو نشسته داره بحث میکنه بگی پذیرفتم، ولی درصد خیلی زیادی از شنوندگان هستن که اون حالت صلب و ریجید شده و از چی میگن در قفس قرار گرفته یه فرد پارتیزان ندارن. و من خودم و خیلی ها تجربه کردم میبینن که مردم اینطور نیستش که از قبل بدونن که چی میخوان، حتی اون چیزی که میخوان به مرور ایام با شنیدن و با تجربه زندگی، طرف تو جوانیش کمونیسته، میبینید تو میانسالیش سوسیالیست میشه، میبینید تو جوانیش طرفدار اقتصاد بازار آزاد، میگه بزن بره فلان، وقتی کمی موهاش سفیدتر میشه میگه که خب نه به فقرا هم مثلا باید رسید، عوض میشن حتی در مورد ایدئال ها. در مورد واقعیت خارجی که دیگه با ارائه اویدنس و آمار و اینا شاید خیلی راحت‌تر بشه رسید. اینه که من میخواستم بگم من خیلی امیدوارتر از هستم و شاید این امیدواری منم شما بتونین بگین واقع گرایانه نیست و گوش میکنم، ولی امیدهایی وجود داره حداقل که هم برای فرد گفتگو مفید باشه و هم برای سیاسیون گفتگو مفید باشه. بله منم در واقع انتظار ندارم که اونایی که رپرزنتیتیو جریان سیاسی هستن توی دیالوگ عمومی قبول بکنن که چیزی یاد گرفتن، ولی اکثر کسایی که اون پایین هستن ته دلشون آخر سر ممکنه بگن من زیاد گرفتم، یا حتی نگنم ممکنه زیر ناخودآگاه یاد بگیرم. متشکرم. ممنون آقای امیرحسن، ما صحبت های شما رو شنیدیم. از دوستان آقای تقوی و جناب آقای عامر توی دور اول صحبت نکردن، البته صحبت آقای محجوب هم ناقص موند. میخواین ابتدا اجازه بدین آقای محجوب رو بشنویم؟ آقای محجوب تشریف دارید شما؟ خب آقای محجوب گلای من میشید در چتروم که گفتمان شکل نمیگیره، ولی اینجا میکروفون ندارید. جناب آقای تقوی بفرمایید. پس از عرض سلام به حاضرین در تالار، میخواستم در وهله اول این مسئله رو مطرح کنم که این تیتر اتاق شما حالا تا یه حدودی
یکی از مهمترین و اساسی ترین و عاجل ترین سوالی هستش که ما ایرانی ها و جامعه ایرانی باید مدام راجع بهش بحث بکنه تا به یک نتیجه برسه، چون نتیجه این گنگ حرف زدن با هم دیگه نتیجهش در تمامی سطوح حتی سیاسی، اجتماعی، فردی تأثیر خودش رو میذاره. این مسئله خیلی خیلی مهمه. متاسفانه شما اگر که خب نگاه سرسری هم داشته باشه به این شرایط اجتماعی اینها، میبینیم که ما در یک بنبست عجیبی قرار گرفتیم و این جامعه همش در حال در واقع هم یه نوع سقوط و غیر عزالت هست و خلاصه شرایط خیلی بده. یکی از مهمترین مسئله این هستش که افراد این جامعه، حالا از هر جناحی فلان ها، اصولا توانایی، یعنی توانایی تبادل با مخاطبش رو از دست دادن. بنابراین اصلا به یک نتیجه مشترک حالا یا یک خانش مشترک یا جدید نمیرسن. بنابراین درجا میزنن و بنابراین همدیگه رو تخریب میکنن. برعکس دوستی که در مورد کلاب هاوس مثبت حرف میزد، واقعا اگر که صادق باشیم نگاه بکنیم که این افرادی که شرکت میکنن در این کلاب ها تا چه حد به همدیگه توهین میکنن و همدیگه رو اصلا حاضر نیستن بپذیرن، به نظر من این یک نوع آینه هست از کلیت جامعه ایران. این مسئله خیلی خیلی مهمه. این یک مسئله. مسئله این هستش که یک جنبه اجتماعی داره، یک جنبه فردی داره. یعنی اگر که افرادی که از خونهشون میرن بیرون، میرن پیش بقالی، میرن سر کار، هر جا که میرن و یه مخاطبی در ارتباط هستن، باید هدفشون این هستش که باید اینطوری باشه، هدفشون این باید باشه که با یه مخاطبشون، حالا رئیس بانک، نمیدونم بقال، چقال، اتوبوس، هر کسی، هر شغل، در هر صورت به یه توافق برسن، هرچه سریعتر هرچه بهتر به یه توافق برسن و به قول شما دیلی انجام بگیره. و من شخصا واقعا بدبین هستم، چون این مسئله های بخش زیادش پرورشیه. این که دوستان ما صحبت میکنن راجع به اسپده و سبز ها و غیر روزن در آلمان، شما باید نباید فهمش بکنید که این جامعه دوران هیتلر رو پشت سر خودش گذاشته. حالا قبلش خود بهتر بوده و جنگ جهانی دوم بوده اونها، و به خصوص تجربیاتی که کمونیست ها و سوسیال دموکرات ها در دوران هیتلر کردن، یعنی دورانی که آدولف هیتلر بود، فکر می‌کنم 1932 از 33 هست در انتخابات شرکت میکنه، در کسی که قبلا میخواست خدا کنه، بعد میان اونجا اکثریت رو اصلا هیتلر نداره، اکثریت یه بخشش دست سوسیال دموکرات هاست، یه بخش هم اصلا بزرگشون میگم دست کمونیست هاست، کمونیست اون موقع استالینستون ها، و اینها چون با همدیگه مبارزه میگردن و نتونستن اتحادی به وجود بیارن، هیتلر رو به هیتلر گفتن که آقا تو، چون ارتش اینا هم همه طرفدار جریان ناسیونالیست بودن، به هیتلر گفتن بیا تو، ما به تو قدرت چی میگن، خلاصه میتونی دولت تشکیل بدی. منظور از که این یه تجربه بوده که در همین جوامع اتفاق افتاده. و آقای هابرمس هم که من تو این پیام چتم نوشتم، اینشون به قول معروف این بحث مسئله مکتب فرانکفورت و اینها مطرح کردن که باید در پی گفتگویی بود که آری از سلطه باشه، یعنی کسی نخواد بر دیگری سلطه داشته باشه. شما اسکپتیک همش میگه من دانای کلم، من نمیدونم، ولی اصلا واقعا رفتارش احمقانه است. و حالا من نمیخوام راجع به فردی صحبت کنم، مسئله واقعا حیاتی هست، مسئله واقعا مهم هست و باید مدام و مدام راجع به صحبت کرد. ممنون از شما. آیا آمیر مطلبی هست؟ بفرمید. سپاسگزارم، خیلی ممنون. من از این تیتری که داشتید، این عنوان اتاق خیلی جذاب بود.
و من فکرم چند تا پوینت به نظر من میرسه خدمت دوستان عرض بکنم. به گمان من ما در روزگار امروز که هم دنیا دچار مشکل جهانیه، هم ایران عزیز ما دچار این مشکل هست، باید دقت بکنیم، یعنی من دقت بکنم که گفتمان ما یک گفتمان در طریق جهت خرد جمعی باشه. ما حرف خیلی میزنیم، اما این که حرف ما نتیجه بده، این خیلی مسئله مهمیه. ممکنه بنده نیم ساعت حرف بزنم، ولی وقتی که از دو سه نفر میپرسید خب فلانی چی گفت، به قول یکی از دوستان داشت اینو جلوتر میگفت، حرفهای خیلی خوبی میزد ولی من نمیدونم بالاخره چی شدش نمیدونم. یعنی نتیجه گیری در جهت احقاق این خرد جمعی باشه که جامعه بتونه تکون بخوره و حرکتی بکنه. به گمان من خرد جمعی مثل یه زنجیر میمونه، اگر حلقه های زنجیر با هم همکاری نکنن زنجیری به وجود نمیاد، و اگر هر حلقه یا هر گروهی از این حلقه ها بخوان به یک سمت برند و اون اتحاد و اون خرد جمعی نباشه، این زنجیر به کار نمیاد، هر گروهش به یک سمتی میرن و کاملا یا با زنجیر از هم گسسته بشه یا اینکه هیچ جهتی رو نخواهد داشت. و مسلماً ما در بعضی گفتمان‌های موضعی اگر یک کسی صرفاً در راجع به مسئله اجتماعی از دید نظر جامعه شناسی نگاه میکنه، موضعی نگاه میکنه، نظر شنیده تموم میشه، یکی راجع به پزشکی، یکی راجع به مواد غذایی، هرچی. اما ما به گمان حقیر بنده ما در مخمسه گیر کردیم که ما احتیاج به راه گشایی داریم، ما باید دری رو باز کنیم، ما باید چراغی رو روشن بکنیم، ما خفقان تاریکی دوچار شدیم. اینجاست که فقط خرد جمعی و همکاری جمعی که کار میکنه. یک پزشک نمیتونه، یعنی علم پزشکی نیست که ما رو از این مخمسه نجات میده، فقط اسم علم جامعه شناسی نیست که ما رو نجات میده. مسلماً یکی از چیزهایی که بسیار مهمه اینه که ما افراد گرایی رو بشناسیم که خیلی برای ما مشکل سازه، ولی حتی اون هم کار نمیکنه. ما هنوز به قول خود جمعی که صحبت کردن، ما فن راه همفکری رو یا به غربی میگم برین استورمینگ، با هم فکرامون رو یک جا بریزیم نداریم. چرا اغلب ما ها مثل بنده ادعا میکنیم که من میدونم پس گوش بکنیم؟ خیلی راحت در اغلب گفتمان ها دیده میشه که شخص داره ادعای فرضی میکنه یا داره معلمی میکنه یا اینکه واقعا اون چرا که در جیب دانشش داره و تجربهش داره داره روی میز میزنه. این چیزایی که من دارم و بیایم ببینیم با هم چی کار میتونیم بکنیم. بعضی اوقات هست چیزی رو که شخص میگه مثل این میمونه که از یک جاده‌ای که آمده تعریف میکنه، یک گزارش میده، دوستان از این جاده که دارید میرید سیل نصف پل برده و خیلی خیلی ترافیک سنگینه. این به این معنا نیست که به من اقتدا کنید، این به این معناست که من این رو مشاهده کردم. اما لحن مهمه که ما دیگران رو چه خطاب کنیم. دوستان خیلی راجع به لحن و اینکه فلانی چه گفت هست، اگر ما نخواهیم که با هم فکر بکنیم، تک فکری، مسلماً همون حلقه های هر کدام به یک سو رفتن در زنجیر اجتماعیه. من کم حرف میزنم، ببخشید که اگر زیادی صحبت کردم، گوش میکنم. ممنونم. بسیار ممنونم جناب آقای عامر. علی جان امیری هم به جمع ما ملحق شد. علی جان شما رو هم بشنویم که دور اول تقریبا دوستان صحبت کرده باشن و بعد از اون برمیگردیم به خانم دکتر تارانی. علی جان در خدمت تو هستیم.
آقا عرض سلام، ادب خدمت شما جناب آروین، ممنونم از دعوتی که کردین. عرض سلام ویژه خدمت همه عزیزان، آقای قاسمی نژاد و حالا دوستان دیگه که روی استیج هستن یا داخل اتاقن. من دیگه حالا تک تک اسم نمیبرم. عرض کنم که این به نظر من تاپیکتون خیلی تاپیک مهمیه، یعنی یکی از مسائلیه که خیلی باید این روزا در موردش فکر کرد، نظر داد و فکر میکنم یکی از الزامات امروز جامعه ما همین همگراییه. من اعتقاد دارم گفت و شنید یا گفت و شنود یکی از راه‌های ایجاد همگراییه، یعنی اگر هدف و اصل رو ما همگرایی ترسیم کنیم و تلاشمون این باشه که به هر حال به عنوان یک جامعه ایرانی، چه داخل ایران چه خارج ایران، یک همگرایی پیدا کنیم، گفت و شنید یکی از این راه ها میتونه باشه. ولی مهم اینه که این همگرایی رو اصلا انتخاب کنیم. من حالا سالها پیش یه سری اتفاقا حالا البته توفیق اجباری بود برای مسئله مطالعه‌ای هم داشتم، یه حالت ریسرچی بود، بعد در رابطه با همین فرصت های همگرایی بود، یعنی راه هایی که باعث میشه همگرایی انجام میشه. اگر تکراریه و دوستان بیان کردن منو ببخشید چون من تازه وارد اتاق شدم. من فکر میکنم برای همگرایی 5 تا عامل خیلی موثره. اولیش اینه که تلاش کنیم یک موضوع یا یک مسئله مشترکی رو بین افراد یک گروه، یک جامعه پیدا بکنیم. حالا این میتونه به نحوهای مختلف باشه، ولی مهم اینه که یک مسئله و موضوع مشترکی که دغدغه آدم‌های مختلف یک جامعه هست، یک گروه هست، شناسایی بشه و با تکیه بر اون ایجاد همگرایی کرد. من فکر می‌کنم عامل دوم ایجاد فضای مشترکه، مثل همین کاری که همین اتفاقی که الان داره میفته، یعنی تو چارچوب یک پلتفرم آنلاین آدم‌ها جمع بشن دور هم دیگه و تلاش کنن با هم دیگه صحبت کنن. حالا این میتونه یه تبادل نظر آنلاین باشه، میتونه بر اساس مثلا یه سمینار باشه، به هر حال اون فضا شکل بگیره که آدما بتونن این فرصت رو داشته باشن و دور هم دیگه جمع بشن. سومین عاملی که به نظر من باعث میشه که آدما همگرایی در یک جامعه همگرایی صورت بگیره، تشویق به همکاری و تعامله، یعنی اینکه پروژه های شکل بگیره، تاپیک های شکل بگیره و آدم ها رو تلاش کنیم تشویق کنیم برای اینکه اون پروژه، اون تاپیک، اون تایتل، اون موضوعی که مورد بحث هست به یک نتیجه برسه همکاری کنن. این یه روحیه همگرایی و همکاری بین آدم ها شکل میده و باعث میشه که حتی اگر برای رسیدن به اون هدف با هم اختلاف نظرهایی داشته باشن، ولی چون دارن تلاش میکنن که به یک نتیجه واحد برسن، این باز برایندش مثبت خواهد بود و تو طول کار همدلی ایجاد میکنه. عامل بعدی به نظر من فرصت یادگیریه، یعنی اینکه ما تلاش بکنیم حالا کارگاه‌هایی رو، سمینارهایی رو، نمیدونم دوره‌هایی رو در قالب اون گروه یا اجتماع برگزار بکنیم که اینها فرصت یادگیری رو به افراد بده. طبیعتاً افرادی که در یک جامعه یا گروه هستن، اینها دارای بک‌گراند و دانش و سوابق و تجربیات خاص خودشون هستن و امکان داره که تو زمینه‌های جلو باشن و تو زمینه‌های عقب باشن. این برقراری، یعنی ایجاد فرصت یادگیری خیلی به اینها کمک میکنه، به افراد، به آدم‌های اون گروه، آدم‌های اون جامعه، که باز به همدیگه افکارشون نزدیک‌تر بشه و مهمترین مسئله اینه که افکارشون در یک چارچوب طبقه بندی میشه و هدفمند اینا میتونن به یک مسئله مشترک فکر بکنن. آخرین چیزی هم که من فکر میکنم خیلی مهم هست و خیلی کمک میکنه که در جامعه همگرایی ایجاد بشه، فرصت شبکه سازیه، یعنی اینکه به هر حال تلاش بشه با رویدادهای مختلف آدمهایی که به هر حال از قبل هدف مشترکی رو انتخاب کردن و در چارچوب اون دارن فعالیت میکنن، اینها فرصت اینو داشته باشن که با آدمهای جدید روبرو بشن، یعنی زایش صورت بگیره در گروه و اون منطق و اون هدفی که براش دارن تلاش میکنن
در جامعه و در خارج از اون جامعه‌ای که دارن فعالیت میکنن تکثیر پیدا کنه، گسترش پیدا کنه، آدم‌های جدید با افکار جدید، با توانایی‌های جدید به اون گروهی که دارن تلاش میکنن بپیوندن و توان مضاعف بدن. من فکر میکنم این خیلی مهمه، ولی مهمترین قسمتش، حالا بخوام جمع‌بندی بکنم، اون توی مواردی که گفتم از دید من مهمترین قسمتش همون شناسایی موضوع و مسئله مشترکه. امروز خب ایرانی‌ها به عنوان مثلا یکی از جدیدترین مهاجرانی که در جهان وجود دارن در دنیا پخش شدن، اما خب شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو داده که با هم دیگه گفتگو کنن، همدیگه رو ببینن، بشنون، دعوا کنن، مسئله‌ای رو پیش ببرن و اتفاقات مختلفی رو رقم بزنن. اما یه چیزی که همه ازش غافلن اون موضوع یا مسئله مشترکه. یعنی گاهی وقتا من میبینم آدم ها همه یه هدف رو دارن دنبال میکنن، اما چون دغدغه هاشون مشترک نیست، دغدغه هاشون متفاوته، اینا نمیتونن به یه جمع‌بندی برسن. و خیلی وقتا مثلا شاهدیم حتی تو همین کلاب هاوس فکر میکنم یه جامعه آماری خوبی باشه، با اینکه اهداف مشترکه اما تنش و استکاک و مشکلاتی به وجود میاد که نهایت شما وقتی نگاه میکنی با اینکه هدف مشترکه ولی اون باعث، یعنی این چالش ها باعث میشه که از همدیگه دور میشن و گاهی وقتا همو تخریب میکنه. حالا ایجاد این شناسایی، ایجاد یعنی شناسایی، یعنی فهم این که چه چیزهایی باعث میشه که یه موضوع و یه مسئله مشترک شناسایی بشه و روی اون کار بشه، اون خودش باز یه بحث جدایی. اگر فرصت شد من در ادامه در خدمت تو هستم. ممنون. ممنونم جناب آقای امیری عزیز، مثل همیشه خیلی خوب طبقه بندی شده و مفید بود. سرکار خانم برقی عزیز، شما رو بشنوین، بعدش جناب آقای بیرجندیان و خانم دکتر تارانی. تشریف دارید شما؟ بله، سلام مجدد، من در خدمتون هستم. اگر اشکال نداره من بعدن صحبت میکنم. بله بله، خواهش میکنم. جناب آقای دکتر بیرجندیان تشریف دارید؟ حضرت عالی، من بهتون پیام دادم. بله، خیلی متشکرم. من دکتر نیستم ولی خیلی ممنون، اینم خیلی خوشحال شدم، خیلی ممنونم. نه ببینید، من چند بحث خیلی گسترده شده و بحث بسیار خوب و خیلی لطیف هستن، من خیلی خوشحالم که اینجا هستم، دارم یاد میگیرم. این من چند تا موضوع رو همینجوری تیتروار تکرار میکنم و بیان میکنم، انشالله بعضی ها شاید بهش فکر بکنن. ببینید، اصولا نحوه گفتمان یه مسئله فرهنگی است. یعنی شما جوامع دیگر رو که ببینید حتما آشنایی دارید که گفتمانشون با بقیه فرق میکنه. یعنی دو تا عرب با هم صحبت میکنن، دو تا ایرانی صحبت میکنن، دو تا کانادایی صحبت میکنن، این متفاوته و این تبلوری است از اون فرهنگی که دارن و این در سطح جامعه یکسانه. یعنی همونطوری یه بقالی در مثلا در هندوستان با مشتری صحبت میکنه، همونطور هم یه پلیسش صحبت میکنه با مردم و شهردار شهر، همونجوری میاد بالا. یه مثالی برای کانادا بگم. ببینید، من چون در کانادا زندگی میکنم، من وقتی دقت میکنم اینا مسائلی که ما تو همسایگیامون داریم همون نحو بررسی میشه و صحبت میشه. من در یک کاندو زندگی میکنم، این کاندو برد ما همون نحوهی با مسائل رو به هر حال مطرح میکنه و حل میکنه که در سطح مثلا ایالتی که من هستم، در سطحی که کشوری که زندگی میکنم. بنابراین اگه تغییر اساسی بخواد در گفتگوها ایجاد بشه، باید واقعا در فرهنگ ایجاد بشه و شده. یعنی من وقتی با جوانایی که میان اینجا صحبت میکنم، اینا خیلی متفاوت میکنه. یعنی این تغییرات هم در ایران شده است. بنابراین ما برای اینکه تغییر بکنیم باید فرهنگمون تغییر میکنه که چه کار طولانی مدتی است. من خودم کاری که میکنم، چون یکی از کارهایی که میکنم درگیر میشم با یعنی کاری که میکردم، من در یه سازمانی کار میکردم که 450 تا ما کارمند داشتیم از 102 تا کشور مختلف. بنابراین وظیفه من این بود که بتونم همه رو یه جوری در یه گفتگوهای شرکت بدم که نظر بگم. این چند تا چیز رو من یاد گرفتم که فکر میکنم اگر ما تغییر فرهنگ ندیم، اما اگه وارد گفتگویی میشیم اینها رو در نظر بگیریم، خیلی مهم هست. یکی اینکه انگیزه برای گفتگو چیه واقعا، و یکی یه انتظاراتمون چیه. من این رو خودم تکرار میکنم چون من بچه امیری هستم و اونطوری بزرگ شدم، ولی دارم سعی میکنم که به حال نحوه دیگری عمل بکنم. و در ضمن در صحبت هامون در گفتگو صداقت باشه
و مهمتر از همه که ما نداریم قابلیت دادن امتیاز به طرف مقابل هست و شک در استدلالهای خودمونه. ببینید شک در استدلالهای خودمون یکی از موارد بسیار مشکل ما گفتگوهای ایرانی ها هست. این هم به خاطر اینه که خب ما در یک حکومت در دوران اصلا 2500 سال در استبداد زندگی کرده، حالا استبداد خوب و بد هم داشتیم ولی همیشه استبداد بوده و این مطلق گرایی طبیعتا غالب شده بر نحوه تفکر ما که همین که میخوایم یه چیز ثابت بکنیم. ما در همه صحبت هامون میخوایم یه چیز ثابت بکنیم که این باعث میشه که جنگ و دعوا بیشتر بشه. و یکی چیزی که من یاد گرفتم موافقت در مسائل حداقلی هست که ما در یه حداقلی، مثلا شما حتی احزاب اینجا رو که نگاه بکنید، مثلا حزب کانسرویتیو کانادا رو نگاه بکنید یا حزب لیبرال یا اون یکی حزبای دیگر رو ببینید، وقتی من نگاه میکنم میبینم یک طیف شد وسیع وارد یه حزب شده، یعنی هیچ ربطی، مثلا کانسرویتیو رو من مثال میزنم، اون طیف راستش با طیف وسطش و طیف چپش اصلا با هم هیچ ارتباطی ندارن، اما چون قابلیت موافقت حداقلی پیدا کرده میان در یه قالب حزب درست میشن و به حال مسائلشون رو تا حدودی حل میکنن. بنابراین این مطلق گرایی یکی از دوستانم صحبت کرد که خب خیلی مهمه، به خصوص ماهایی که تاریخ تولدمون یه مقدار قبل از سال 79 بوده این رو شدیداً داریم. ولی صحبتی که الان این بحث میگم به جناب امیر حسن صحبت کردن، گفتن که واقعا قصد هست که چه کار بکنیم که ما ایرانیای خارج از کانادا، و من یکی از امیدواریام این هست که این 77 میلیون ایرانی که اینجا هستن به خصوص نسل جوان ما، اینها با فرهنگ اینجا آشنا میشن چون دارن کار میکنن، در ادارات کار میکنن، پراجکت منیجر هستن، اون لاجیک تفکر داره ایجاد میشه و من خیلی خوشحالم، فکر میکنم که منم امیدوار هستم جناب امیر حسن خان، منم خیلی امیدوار هستم. و یکی دیگه ببین، من یه مثال دیگه هم میخوام بزنم. ببین مثلا یک کلمات در فرهنگا خیلی مهمه، واژه ها. ببین مثلا یه فرهنگ، یک کلمه هست به نام کامپرومایز که فارسیش اینه که کودا آمدن یا یه مقدار به قول آقای سعید خان دیل کردن. ببین این یه لغت خیلی قابل قبولیه در صحبت‌های از نیبرهود شروع میشه و همسایگی شروع میشه تا دولت کانادا، که کامپرومایز چیز خیلی مثبتیه. درسته که این کلمه کامپرومایز در فرهنگ همسایه جنوبی ما آمریکا یه کلمه بسیار منفی است، یعنی آمریکایی قرار نیست کامپرومایز بکنه، اما کانادایی همواره در مسائل به خصوص در گفتگوها سعی میکنه که کامپرومایز بکنه. صحبت از این شد که یک ما یک چیز جامعه ایرانی همونطور که فرمودن جامعه نوعی هست و ما هنوز هویت خودمون رو پیدا نکردیم، هنوز خودمون رو تعریف نکردیم که چه هستیم. میتونیم یاد بگیریم از گروه های مختلف، مثلا ما الان دینیشا رو داریم، مثلا اینجا اسکاتلندیا رو داریم، یا مثلا گروه های مختلفی داریم. یکی از چیزایی که الان نمیخوام پرحرفی کنم، ما واقعا مهمه. ببینید ما 160 هزار پناهنده که نه 60 هزار اوکراینی اومدن کانادا، 16 هزار تاشون اومدن در شهر ما. من این رو نگاه، ما استانی که من هستم حدود 12% اوکراینیان داره، اینا اوکراینیان هایی هستن که به هر حال اینجا سالیان متمادی آمدن، و وقتی من چون باهاشون درگیر شدم به خاطر کاری که میکنم، دیدم که اینا چقدر خودشون رو قشنگ تعریف کردن در قالب یک کسانی که از اوکراین آمدن اما الان کانادایی هستن. این اتفاق برای جامعه ایرانی من امیدوارم یه روزی بیفته و خواهد افتاد، یعنی حالا چه غلط چه تعریف درست چه تعریف غلط، این انجام خواهد شد. به خصوص نسل جوان ما به نظر من علمدار این تعریف هستم. برای کار شما گروه کنگره ایرانیان کانادا، شما باید یه مقدار بیشتر ماها رو بشناسید و یه موضوعی رو، یه موضوعات رو پیدا بکنید که واقعا همه ما رو اکسایتد میکنه، همه ما رو به وجد میاره. من به خاطر بازم خانم راهله در جریان هستن، من فکر میکنم یکی از مسائلی که ما متاسفانه همه بهش موافقیم و حتی نتونستیم سر اون مسئله با هم دور هم جمع بشیم، مسئله حقوق فرده که در زیر حقوق بشر هستش، که حالا من حقوق فرد رو میگم چون واقعا تعریفی که در ایران از حقوق فرد نداریم، یعنی حتی گروه های سیاسی ما من نتونستم پیدا کنم که مثلا یک مثلا حزب توده ما، من مثال حزب توده رو میزنم، که بیاد یک دو تا پاراگراف نوشته باشه که این حزب چه نوع تفکری در به عنوان فرد، در یک فرد ایرانی چه نوع تفکری داره و
بقیه اونا. بنابراین من فکر میکنم یکی از چیزهایی که میتونه ایرانی ها رو دور هم جمع بکنه مسئله حقوق بشر هست، حقوق فرد هست، که میتونه این رو، چون من صحبت که میکنم میدم همه با این موافقیم که ما مسئله حقوق بشر در فرهنگ ایرانی و در جامعه ایرانی یک مسئله بغرنجی هست و این رو من پیشنهاد میکنم بهش فکر بکنید. اگه شما علمدار مسئله حقوق بشر بشید که طبیعتا ما هم میتونیم یک ایمپکت، یک تأثیری بر ایران داشته باشیم و حتی در خود کانادا، در خود کانادا ما میتونیم دور این مسئله حل جیش که عوض این ایژوکیت بفهمیم چی هست، بفهمیم، چون وقتی ما افراد رو یکسان ببینیم خیلی مسائل حل میشه. مشکل ما اینه که ما واقعا افراد رو تقسیم میکنیم، یکی ترکه، یکی بلوچ، اصلا پرونده داریم تو مغزمون. تا من با یه خود لهجه صحبت میکنم، لهجه لوری، 90% ما پرونده لورا باز میشه و همون مسائل ایجاد میشه. بنابراین من پیشنهادم این هست که اگر بتونه کنگره ایرانیان مسئله حقوق بشر رو به عنوان یکی از سلوهاش قرار بده، نه برای اینکه بخوایم با کسی بجنگیم، بلکه خودمون یاد بگیریم مثلا یعنی چی. شما میبینید مثلا خانواده‌های ایرانی که میان اینجا، اگه بچه مثلا دگرباشی داشته باشن، خب مشکلات شدیدی براشون پیدا میشه، اصلا نمیفهمن، یعنی فکر میکنن که این بچه رو باید مثلا بین برد. بعد بچه‌های دگرباشی ایرانی، یا مثلا اگه دخترشون با یه کسی که حالا دکتر هم هست و یا مثلا مهندس هم هست که ما دوست داریم دکتر و مهندسا رو، ولی اگه سیاه‌پوست هست کلی مسئله ایجاد میشه و این نشون میده که ما واقعا هنوز خیلی کار داریم که حداقل فرد رو، انسان رو به عنوان خودش بپذیریم و اگه این کارو بکنیم من فکر میکنم که میتونه ما رو دوره هم جمع بکنه و به همه چیمون کمک بکنه. پر حرفی کردم، معذرت. ممنونم آقای دکتر بیرجندی. خانم دکتر تارانی تشریف دارید شما؟ من در خدمت هستم، ولی مونا جان اگر میخوان صحبت بکنن من بعد از مونا جان صحبت کنم. میشه من خیلی ممنون شما بفرمایید، خواهش میکنم. فکر کنم آقای تقوی اگه در حد کامنت 30 ثانیه هست بفرمایید، وگرنه بذاریم سر فرصت. من در مورد سخنان قبلی میخواستم فقط یک خواهش رو واجدش کنم که اصلا بحث رو سیاسی نکنید. بحث باید در مورد تئوریک، علاوه تئوریک باید صحبت بکنیم که روش هایی که چه روش هایی میتونیم پیدا بکنیم که یک گفتگوی همه جانبه و سازنده و هدفمند بین ایرانیان به خصوص به قول معروف روشن فکرانشون به وجود بیم. علاوه تئوریک، اگر مسائل سیاسی بشه دیگه باز دوباره میریم توی اون دوره، تو اون ناکجا آباد. کاملا با شما موافقم. خانم دکتر تارانی بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی. من دوباره واقعا تشکر میکنم، از صحبتها یاد میگیرم و خیلی به نظرم میاد که خیلی به همدیگه نزدیک میشیم. واقعا اگر دقت بکنیم یک کمی فرصت بیشتر بود توضیح میدادیم، میدیدیم که خیلی از، یعنی خیلی چیزای مشترکی پیدا کردیم. یکی از این چیزایی که توجه منو جلب کرد صحبت بر سر اینه که تو هر گفتگویی انگیزه چی. آقای بیرجندیان به اسم به طور مشخص از کلمه انگیزه استفاده کردن، آقای طوفانی گفتن که این مهمه که ببینیم اون صحبت دیل یا دیالوگه، و آقای علی امیری عزیزم که خیلی از صحبتاشون استفاده کردم به نوعی به این پرداختن که اینم یه مسئله خیلی مهمیه. یعنی حالا اگه ما یه ذره بخوایم واقعا رو این مکس بیشتری بکنیم، این واقعا مبحث مهمی هسته. شما میگیم که اینکه ما یه رفتاری رو کلن داریم دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه، یه رفتار میتونه آموخته شده باشه، میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه. یکی از مهمترین دلایلش اینه که این کاری که ما میکنیم حتما یه it serves a purpose، یه به اصطلاح به یه شکلی به ما یه کمکی میکنه. حالا این کمک میتونه شکلهای متفاوتی داشته باشه. مثلا به قول میگن که مثلا به فرض خیلی سخت نظر کسی رو عوض کردن که به خاطر اون نظر پول دریافت میکنه. خب این یعنی وقتی انگیزه این باشه که یه کسی از این چیزی که به اصطلاح ادعا میکنه بهش باور داره پول میگیره، خب دیگه این خیلی سخت میشه، مثلا گفتگو باش سخت میشه. یا ولی فقط هم پول نیست، میتونه خیلی چیزای دیگه هم باشه، مثلا که چه میدونم توجه بیشتری مثلا میگیره، محبت میگیره، موقعیت کاری یا موقعیت های دیگه مثلا براش چیز میشه. یکی از چیزایی که خیلی مهمه و تحقیقات روانشناسی زیادی روش شده اینه که
مثلا ما توی جمعی که صحبت میکنیم برای ما خیلی مهمه که توی این جمع احمق به نظر نرسیم، به نظر نرسیم که پرتیم از مرحله. یه روانشناسی به اسم سلمان اش که آقای فکر میکنم قاسم نژاد هم بهش اشاره کردن به این تحقیق ایشون، چیز کردن که مثلا یه تحقیق دارن که نشون میده که حتی وقتی مثلا توی یه موردی 4-5 نفر یه نظری رو میدن، نفر ششم حتی اگه مثلا بدونم یعنی مطمئنم باشه به اون چیزی که خودش مثلا باور داره، ولی سعی بیشتر شانسش این هستش که حرف همون 4-5 نفر قبلی رو تایید بکنه تا اینکه به نظر بیاد که آدمیه که مثلا حالا مثلا احمقه یا به اصطلاح اشتباه میکنه اون چیزایی که مورد تمسخر ممکنه این 5 نفر دیگه که یه نظر دیگه داشتن رو به اصطلاح داشته باشه. یه تحقیقی در رابطه با این شد که ببینن آیا واقعا این کلن این پیشرفت تکنولوژی، این شبکه‌های اجتماعی کمک کردن به اینکه آدما بیشتر همدیگر رو درک بکنن و اینکه واقعا واگرایی رو، این همگرایی رو بیشتر کرده یا بیشتر باعث واگرایی و اینها شده. و متاسفانه نتیجه اون تحقیق تو البته تو آمریکا این تحقیق انجام شد زیاد مثبت نبود، یعنی به خاطر همین چیزی که هستش که آدم ها انقدر میترسن توی یه جمعی صحبتی بکنن که مورد تایید دیگران نباشه، انقدر این نظر عاطفی روانی شاید واقعا مثلا سخته که بیشتر آدم ها میرن تو گروهی رو که مثل خودشون، آدم ها بیشتر راحتن تو جمعایی که مثل خودشون فکر میکنن صحبت بکنن. معمولا هر کسی دنبال نوع به اصطلاح حالا اون ایده‌ای که خودش بهش باور داره میگرده و بیشتر تو اون جمع. یعنی این تحقیق نشون میداد که مثلا کانزرواتیوا میرن بیشتر حالا چه میدونم حالا نشریات کانزرواتیوا رو میخونن، توی جلسات کانزرواتیوا شرکت میکنن، البته اونجا کانزرواتیوا جمهوری خواه منظور دیگه، بعد مثلا حالا دموکرات‌ها بیشتر اینطوری. یعنی اینکه گفتن که این در واقع دیواید رو کمی بیشتر هم کرده متاسفانه، که به همین بحث انگیزه برمیگرده که ما این بحث رو یه مثلا اگه نگاه بکنیم فقط هم مسئله مثلا حالا لایک گرفتن و نمیدونم توجه گرفتن و فلان اینا نیست، واقعتش اینه که دلایلی وجود داره که ما حالا خیلی برامون مهمه که مورد مقبولیت اجتماعی قرار بگیریم. این یک نیاز به اصطلاح روانی هستش برامون و علت این که مثلا مردم خیلی مد رو مثلا پیروی میکنم تا یه حدی زیادی همین هست. و اینکه به هر حال تو صحبت کردنم میگم اینکه نظری رو که به هر حال بیشتری ها پذیرفتن یا حتی رسانه ها از این استفاده میکنن، یعنی مثلا میان یه چیزی رو میگن، وقتی به فرض میگن فلانی و فلانی گفتن، یعنی مثلا در واقع این باور رو الغا میکنن که شما هم باور کنید، اگه نکنید مثلا شما یه اشکالی دارید. و خب این یعنی این خیلی مسئله مهمیه. ولی یه تو صحبت آقای طوفانی یه بحثی بود که البته آقای قاسم نژاد بهش پرداختن، ولی منم میخوام تاکید بکنم که این ما رو نباید ناامید بکنه. واقعیتش این هستش که در گفتگو خیلی موقع ها آدم ها ممکنه تو اون لحظه اصلا کاملا هم با ما مخالفت کنن، حتی با همون دعوا بکنن، ولی بعد انسان ها یه زمانی برای پروسس کردن نیاز دارن، برای پروسس کردن اون دیتایی که گرفتن و اینها به اون چیزایی که شنیدن، حتی اگه صحبت ما رو خوبم گوش نکرده باشن جست گریخته، بعد از یه زمانی تو یه تجربه دیگه ممکنه یه حالا آها مومنتی داشته باشن، یه چیزی که فکر کن آها مشهد منظور طرف این بود مثلا من نگرفتم. یعنی ممکن هستش که واقعا بعدن یه ذره مثلا حالا چیز حقانیت صحبتی رو که باشون میشده عمیق‌تر درک بکنن، که اون میتونه روی انگیزه هاشون هم تأثیر بذاره. یعنی یه موقعی ممکنه یه نفر وایسه بگه اصلا اینقدر من به این موضوع مطمئنم که اصلا همه دنیا هم بگن حرف خودم رو میزنم، کما اینکه توی همون تحقیق سلمان اش هم همه تایید نکردن مثلا چیز رو که بقیه دانشجوها مثلا گفتن، یه چیز رو گفتن و خیلی تعداد کسایی که اونا رو تایید کردن بیشتر بود، ولی یه تعدادی هم بودن رو حرف خودشون موندن و اون کسایی بودن که باور عمیق‌تری مثلا به اون چیز که میگفتن داشتن. پس ما ناامید نشیم و واقعا همجور که آقای قاسم نژاد گفتم به نظر من همونقدر که من سر در میارم حالا تحقیقاتی که من دیدم هم این رو تایید میکنه که ما یعنی امیدوار بمونیم که این گفتگوها رو هر چقدر ما به اصطلاح صورت بدیم بالاخره حتما تأثیرگذار خواهد ماند. به قول استاندل یه
نویسنده رالیست میگه که اگر با حسن نیت باقی بمانی نهایتاً به تفاهم خواهیم رسید. یعنی من فکر میکنم این مسئله اون حسن نیته که حالا باز آقای مثلا بیرژندیان هم یه مقدار به این اشاره کردن، دوستان دیگه هم، که مثلا صداقت خیلی مهمه. یعنی اینکه اون فردی که باهاش صحبت میکنیم باور کنه که ما صادق هستیم، اینکه مثلا توجه داشته باشیم به اینکه فقط تو هر بحثی اینجوری نیستش که من برنده بحث بشم. یعنی واقعا یه موقعی هم با اینکه آدم میدونه تو این بحث برنده میشه، بهتره. بعضی موقع آدم میگن بهتره تو روابط انسانی it's better to be kind than to be right، بهتره شاید اصلا با مهربونی حالا چیزی رو هم که میدونه یه ذره حالا بهش از یه ذره ازش بگذره، شاید برای اینکه به هر حال اون زمینه ایجاد بشه که اون اعتماد و اون دوستی ایجاد بشه که بعداً بشه حالا کامیونیکیشن بهتری داشت. من دفعه پیش گفتم که در رابطه با اون چیزی که تو کاگنیتیو تراپی ما بهش میگیم اسرار گفتگوی مؤثر صحبت میکنم، که اونم در واقع یه کمی توی این صحبت دوستان بود، برای هم نمیگم احساس میکردم داره همین المنت ها داره شکل میگیره توی گفتگوهای هممون هم هست. ولی حالا باز چون صحبتم طولانی شد و خیلی بعدم میاد که خیلی زیاد صحبت بکنم، ولی متاسفانه میکنم میبندم حالا تو این دور. مرسی. بفرمین آقای طوفانی، بفرمین. بله، من میخواستم خدمت خانم بگم و همینطور اصلا خیلی از دوستان که گوش میدم، من در سفر هستم و به قول معروف قطع شد. آقای طوفانی امیدوارم سفرتون به خیر باشه، ولی میکروفونتون قطع شد. میچه اندازی یه گفتگویی قرار داده که یک طرف به شما بگه از آقای خامنه‌ای حرف بزنی من گفتگو رو ترک میکنم، کدوم یکی از شما در گفتگوی خود؟ سعید جان صدات خیلی منقطع و ناواضح میاد. آی طوفانی صدای منو داری؟ اگر بگی آی طوفانی صدای منو میشنوید؟ صداتون بسیار ناواضح میاد، منقطع میاد، اصلا مفهوم نیست. الان چی؟ الان خوبه؟ الان در حال حاضر خوبه، ادامه بدید. بله بله، از کدام چه کسی اینجا خودش رو در گفتگویی قرار داده که بخواد بین دو تا پنل گفتگویی رو شکل بده؟ یک طرف بگی اسرائیل من گفتگو رو ترک می‌کنم. اسرائیل کشور نیست، باید بگی رژیمش صهیونیست. اسم آقای خامنه ای رو بیاری بگی خامنه ای، من باید بگی آقای خامنه. کدوم یکی از آی طوفانی متاسفانه همچنان صدای شما رو نداریم. میخوای یه جا که اینترنتتون استیبل شد مجددا بشنویم شما؟ جناب طوفانی یه جا پارک کنین، یه جا پارک کنین، صداتون نمیاد. خب آیه محجوب، تا حالا آیه طوفانی میکروفون داشته باشه؟ من دوبار صدا کردم شما تشریف نداشتید. اجازه بدین یه چیزی رو اعلام بکنم. یکی از دوستان به نام آقای مجتبی میفرماین که نمیتونن وارد اتاق بشن. اگر کسی ایشونو بلاک کرده لطف کنین بلاک نکنین که همه بتونن وارد جلسه بشن، به خصوص کسایی که بالای استیج هستن. مثل که اگر کسی رو بلاک کنن نمیتونه بیاد. اگر کسی آقای مجتبی رو بلاک کرده لطفا بلاکتون رو وردارین، چون دارن از چشم ما میبینن. آقای محجوب تشریف دارین؟ بله بله، اجازه بدید من ادامه بدم همون روال قبلی رو. در واقع زنی گفت من عصبانی هم نمیتونم. مرد گفت خانم محترم اونجا من چرا دلم سوخت؟ چون به یاد آوردم که این همین ولی به یک صورت دیگه جایی تو رسانه تکرار شد. خیلی هی در موردش گفتن. زنی از مجره گفت اگر نمیتوانی به سبک زندگی ما بزی از کشور خارج شو. این همین سایز کوچیکش اتفاق افتاد. اما چرا
دل یک نفر دل منسوخ، به خاطر اینکه خودم گفتم چرا ما درباره هیچ چیزی مثلا سیب حرف میزنیم اما از دهان ما عطر سیب نیست؟ چرا؟ چون در منهاده نشده. نقطه عظیمت هم اینجاست. همه ملت ها در کشورهای در حال توسعه در یک دوره تاریخی هستند. ما تو کدوم دوره هستیم؟ دوره هستیم که بسیاری مدعیان ما شنیده نشدیم، ما شنیده نشدیم. خیلی متراکم، یعنی یه حجمی از عواطف پشت سرشون هست. بیش از آن که گزاره داشته باشن، عواطفی در آن هست که میگه شما نگذاشید ما شنیده شیم. حتی یه نسلی به یه نسلی داره اینو میگه. یعنی اینا یکی از واقعیت های کلانیه که بین نسل ها همکنون عاملیت از خود نشان میدهد. یه نسلی میگه ما شنیده نشدیم. حالا نسل قبلی کجا ایستاده؟ تو رسانه هایی که تک ساعتی بودن، یعنی کتاب بود میگرفتین از کتابخانه، دانشگاه بود، نظام آموزشیمون، نظام آموزش عالیمون از ما نمیخواست که گفتگو کنیم. تک ساعتی با ما تلویزیون سخن میگفت. اما اینا یه فرصتی دارن، یه فرصتی دارن، پر از حرفن. و بعد وقتی این دو نسل رو میشن، یه نسل به اون یکی میگه که ببین تو هیچ وقت وایس ندی و حرف بزنم، من اصلا غیر تو فکر میکنم، اصلا اونجوری نیست فضا. و یک بار شما مثلا به عنوان یک مرد رو شید با این مفهوم ذهنیت زنانه و ذهنیت مردانه. خود همین ما چطور امکان داره که ذهنیت زنانه یک نسل رو نمیتوانیم بشنویم؟ دختران یه گروه سنی رو نمیتونیم بشنویم، آقا نمیتونیم بشنویم، چون از ساحت ساختار ذهن و زبان ما متفاوت از با ذهن و زبان آنها. راحتی در مورد همون مفاهیم کلاسیکی که خواندیم باز هی تکرارش میکنیم، در مورد گفتگو، مهارت گفتگو و و و خیلی هم بالا بریم، سواد رسانه رو هم میاریم تو این قضیه. سواد رسانه یعنی چون به هر تدیم معناشناسی در ساحت الفاظ، حوزه دستورمندی زبان، منطقمندی زبان، اینا خب میفته تو حوزه کلمات. یک ساحت دیگه هم در جهانی که زندگی میکنم عصر رسانه است، به عصر تصویرها. اینکه ما تا چه حد سواد رسانه هم داریم، شاید این بحث رو هم نهایت بیارم، ولی باز آید میتوانیم بگوییم ما گفتگو میکنیم، ما با یک نسل گفتگو آن را میشنویم. اولین جایگاهی که کشورهای در حال توسعه در واقع باید تأمل بکنن این نقطه است، آیا آنان گوشی از برای شنیدن زمزمه های زیرین یک جامعه، اونا توی یک نسل را طراحی کردن؟ گوش باید طراحی کنه، نه که باید بنشینه روشن فکر بگه خب بله قدرت باید این صداها رو بشنوه. همینجور باید که رو هوا نمیشه گفت، باید تو ساختار حقوقی قدرت، مراکز آمار و نظرسنجی محیط بسیار استراتژیک باید باشه، هست تا چقدر تحمل شده روش؟ آیا قدرت به معنی قدرت در کشورهای در حال توسعه نهاده دانشگاه را میشنود؟ چجوری مثلا باید چجوری باشه؟ مثلا بگیم قدرت بگوید اساتید محترم دانشگاه، شما لطفا بیایید در مثلا وزارت اقتصاد دارایی، ما یه مسئله داریم، میخوام نظر شما را اینه. یا نه یک ساخته، یک سازه این میان خالی بوده است. و ما همیشه توصیه میکنیم قدرت باید اهالی سینما را به رسمیت بشناسد، قدرت باید رو شعرها را به رسمیت بشن، صدای آنها را باید بشنود. این همین با این باید رو میخوام وقتی باز کنم میشه یه سازه، میشه یه ساختار حقوق، یعنی میشه شاکلش، میشه شاکله یه گوش که میتواند بپردازه، پردازشگری کنه، یعنی آمار میگیره، صورتبندی میکنه مسئله و و و. یعنی اینجا دیگه بحث کاملا تخصصی میشه، تولید گوش از برای قدرت. قدرت باید این گوش رو تولید کنه، ولی وقتی تولید نمیکنه کجا هزینه‌اش رو میده؟ یک باره مواجه میشه با یک حجم رفتارهایی که کشورهای در حال توسعه دیده میشه. یک بار سر یک مسئله یه رفته باید نمیده. یه نسل به اون یکی نسل میگه نه شما خیلی خشم کنید، شما خیلی نابالغانه رفتار کردید. و به همین نسل وقتی می نشینیم با نسلی که متعلق به امر مکتوبه، وقتی با آنان میخوایم سخن بگوییم، اتفاقا اینا میگوین ببین عزیز من، تو وقتی ما رو توصیه میکنی از بالا به ما نگاه میکنی، ما تو رو بر نمیتابیم. ای بابا تو چرا در این عدم بالغیت خود مانده ای؟ به محتوای حرف برو. محتوای حرف اینه گفتن و شنیدن، به مفهوم اجتماعی داستان،
نه چند آقای محجوب جمع‌بندی می‌فرمید؟ نه از بزرگ دوست داشتم پهن‌بندی کنم، بعد در نهایت این سرریزش رو در یک همین گفتگوی ساده میان من و شما درست‌تر متحقق بشه. نه من نقطه میذارم، دوست داشتم پهن‌بندی بشه، درست پهن‌بندیش. وقتی پهنه رو ببینیم متوجه میشیم اون موقع که تو چه جهانی زندگی میکنیم و ما چگونه ما شدیم، الان کجاییم ماها. اگه خواستیم یعنی بیشتر تلاشم بر این سمت، حالا برداده صاحبه صاحبه یه لحظه دقت بفرمایید، صاحبان روم شما، یعنی این حق از برای شماست. به همین خود وقتی میگید ما دیگر اینجا به بعد تو را بر نمیتابیم، حوصله ما سر میرود و وارد تو را فکر میکنم تو وارد یه فضای دیگری شده، خب من باید بشم شما رو به رسمیت بشناسم. به همین خاطر نقطه میذارم، ببخشید من را. ممنونم از شما آقای غفور. مدت طولانی من یه پیشنهاد میخواستم بکنم ماروین جان. من فهم کنم دیگه همه دو رو صحبت کرده باشن، اگر نکردن الان صحبت میکنن. دیگه میخواستم توی دور آخر از همه دعوت بکنم که یه فوکوس بکنن، و من خودم در ابتدای دور سوم میخوام راههایی که به نظرم میرسه تا گفت و شنید موثرتر بشه، مثلا 3 راه، 2 راه، 4 راه لیستوار، نفری 2 دقیقه همه کانتریبیوت بکنن به اینکه چه کنیم که راههای پیشنهادی ما برای اینکه گفت و شنید موثرتر بشه و فرصت برای نزدیک شدن آرا یا حداقل درک طرف مقابل زیاد بشه پیشنهاداتشون رو لیست کنن. بسیار عالی. فقط آقای غفور رو بنده خدا خیلی مدت طولانی اینجا بودن، صحبتشون نشدید. شما لطفا هم نظراتتون رو راجع به گفته ها بگین و هم لطف کنین در مورد اینم در نهایت یه دقیقش هم به این اختصاص بدین، چون میشین شما اول دور سوم. بفرمایید. آقای غفور بفرمایید، میکروفون میکروفونتون رو روشن کنین، لازم نیست میکروفون بزنین، نوبت شماست. خب ایشون ظاهرا ندارن مایک های امیر حسن. آروین جان، آقای غفور داخل ایرانه، من حالا تو سه جای مختلف هم دم، حالا شاید ارتباط کانکشنش درست شه، میاد حتما. اوکی اوکی، پس علی جان میخواید شما آغازگر این دور باشید و به ترتیب بعد از شما آقای دکتر قاسمی نژاد و بشنویم و ادامه بدیم. بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی ممنون، تشکر مجدد. عرض کنم خدمت شما، حالا من دلایل شکل گرفتن گفتگو رو زیاد نظری روش ندارم، ولی در رابطه با دلایل شکل نگرفتن گفتگو میتونم حالا فی‌البداهه چیزایی که به ذهنم میرسه رو بگم. به نظر من اولین عاملش عدم گوش دادن فعاله، یعنی به هر حال وقتی که دو طرف، حالا میتونه دو فرد باشه، میتونه دو گروه باشه، و حالا هر جوری که ما بخوایم اینها رو وزن بهشون بدیم، خب به هر حال اگر اینا به صورت فعال به هم دیگه گوش نکنن، تمرکز نداشته باشن، طبیعتا نمیتونن درک متقابل داشته باشن، و خب خیلی میشه راحت پیش بینی کرد که گفتگو شکل نمیگیره. به نظر من عامل بعدی احترام به نظر مخالفه، یعنی عدم احترام به نظر مخالف باز میتونه یک گفتگو رو مختل بکنه. یعنی من فکر میکنم هرگاه طرفین صبر تلاش بکنن که در حین گفتگو کردن نظرات مخالف رو مورد حمله قرار بدن، بهش هجمه وارد بکنن، خب طبیعتاً اون طرفی که نظرش مخالفه این رو توهین قلم داد میکنه و باز گفتگو به بنبست میخوره. عامل بعدی به نظر من میتونه عدم استفاده از منابع و اطلاعات موثق باشه. یعنی من فکر میکنم همیشه ما تو این سالها اصلا ناظر بودیم دیگه، یعنی چه تو مسائل داخلی ایران، چه تو مسائلی که کشورمون تو عرصه بین‌المللی درگیرش بوده، چه تو مسائل فردی و اجتماعی که خودمون درگیرش بودیم، عدم استفاده از منابع و اطلاعات موثق همیشه راه رو به انحراف میبره، گفتگوها رو منحرف میکنه، و عموماً این
یکی از دلایلی که من فکر میکنم که باعث میشه که این قضیه این موزل به وجود میاد معمولا به خاطر اعتقادات شخصیه. یعنی شما متوجه میشی یه علت این که منابع موثق نیستن، علت این که اطلاعات غلط وارد گفتگوها میشه، استفاده از اطلاعات اعتقادات شخصی و تیکه کردن به اونها است. عامل بعدی من فکر میکنم عدم تمرکز به هدف مشترکه. یعنی اگر دو طیف، دو طرف روی یک هدف مشترکی گفتگو نکنن، خب طبیعیه اون گفتگو هیچ وقت به نتیجه نمیرسه و یه جایی به چالش میخوره و قطع میشه. من فکر میکنم تمرکز به هدف مشترک و تلاش برای رسیدن به یه توافق میتونه گفتگو رو خیلی مؤثر کنه. آخرین چیزی هم که به ذهن من میرسه عدم توانایی در مدیریت احساساته. یعنی همه ما فکر میکنم که توی زندگیمون شاهد این بودیم که به هر حال یا خودمون تجربهشو داریم یا مشاهده کردیم که یکی از طرفین نتونسته به احساسات خودش کنترل داشته باشه و این باعث میشه که گفتگو از مسیر خودش خارج بشه و شکل نگیره. چیزای دیگه هم حالا میشه مثلا بهش اضافه کرد، این که مثلا طرفین گاهی وقتا احساس میکنن که اینو به عنوان جمع‌بندی عرض میکنم، شاید مثلا در موضع برابر نیستن، یک نفر خودش رو یا یک گروه خودش رو بالاتر میدونه، موضع خودش رو قوی‌تر میدونه و باز این باعث میشه که گفتگو توی مسیر هموار و به قول معروف مستقیم نیفته و به چالش بخوره. من این چیزاییه که حالا چون خیلی هم فعل بدای بود با توجه به اون چیزی که میدونستم به ذهنم رسید و در پایانم خیلی متشکرم از همه شما عزیزان. ممنونم جناب آقای علی آقای امیری عزیز. من یه توضیح بدم قبل از اینکه این دور شروع بشه. من لینک عضویت کنگره ایرانیان کانادا رو در بالا قرار دادم. دوستانی که علاقه مند بودن به عضویت در این کنگره میتونن عضو بشن. همچنین هاوس کنگره ایرانیان کانادا هر سه شنبه در میون، یعنی یک هفته در میون، به ساعت 8 شب به وقت شرق کانادا اتاقهایی رو برگزار میکنه پیرامون حالا مشکلات یا دغدغه های ایرانیان کانادا و دوستان اگر که عضو این هاوس بشن از برنامه هایی که این هاوس داره میتونن خبردار بشن. آقای طوفانی اومد، میکروفون دارید الان؟ صدای شما اون موقع قطع میشد. ایشون هنوز مایک آقای محمد هم مثل که میکروفونشون بازه، شاید نمیدونم صحبت کردن یا نه. آقای محمد بی مقدار هم مثل که میکروفونشون بازه. من اصلا همچین کسی روی استیج نمیبینم. خب پس شاید رفتن، من اسکرینم آپدیت نشد. آره اوکی. تایاز جان شما رو بشنویم. بله مرسی، خیلی ممنون، جلسه خیلی خوبی بود. من تشکر میکنم، خیلی یاد گرفتم از همه دوستان. من برای جمع‌بندی زیادم وقت رو نمیگیرم، فقط چیزی که خودم واسه خودم جالب بود و یاد گرفتم به عبارتی رو میگم در مورد اینکه گفتگو در واقع یه بخش بزرگیش، بخش قابل تعمالیش قبل از رسیدن به اون میز گفتگو به اصطلاح اگر مجاز باشم از این عبارت بکاورم شکل میگیره. یعنی در واقع گفتگو تعیین میشه نتیجهش به عبارتی مؤثر بودنش توسط اون اتفاقاتی که قبل از رسیدن به میز گفتگو شکل قرار بگیره. مثلا ما راجع به این صحبت کردیم از برسمیت شناختن دیگران. به نظرم خب این خیلی مهمه، اصلا تا وقتی که دیگران رو برسمیت نشناسیم اصلا رسیدن به اون میزم باعث میشه که تضمین بکنه که اصلا گفتگو شکست خواهد خورد حتی اگه کنارش بشینیم. یا صحبت هایی که آیه علی امیر کردن خیلی جالب بود بر من، دستتون درد نکنه. مثلا راجع به فضای گفتگو، یعنی اینکه اون فضا فضای سالمی باشه، فضایی باشه که درش اون رشد و اون
شنیدن، فهمیدن مثلا ممکن باشه. راجع به این که قبل از اینکه حتی بخوایم گفتگو رو شروع کنیم، شاید همون بحث صنایع پنجگانه که من صحبت کردم راجع به فهمیدن مخاطبمون، یک دیدی داشته باشیم از اینکه طرف مقابل کیه، چه انگیزه ای داره، ما خودمون چه انگیزه ای داریم برای اینکه اصلا گفتگو رو آغاز بکنیم، قبل از اینکه گفتگو رو آغاز بکنیم. به نظرم اینا چیزایی بود که خیلی مهمه برای اینکه گفتگو شانسی برای اینکه در واقع یک چیز جدیدی متولد بشه از اون گفتگو، از اون معجزه گفتگویی که من ازش صحبت کردم، لازم هستش که همه اینها صورت بگیره برای اینکه تازه بتونیم به اونجا برسیم که حالا بشنویم، حالا تکنیکای که گفتن رو در طول گفتگو هم رعایت بکنیم و شاید اتفاقی بیفته، شاید تکونی بخوریم، شاید تغییری در ما یا نفر مقابل ایجاد بشه، شاید با هم بتونیم همراه بشیم، شاید بتونیم همگرا بشیم. ولی میخوام تأکید بکنم گاهی واگرایی هم بد نیست، یعنی ما به این برسیم، به یه صلحی برسیم که قرار نیست ما با هم همراه بشیم، قرار نیست، مسیرمون متفاوته. به نظرم این صلح، این تکلیفمون با هم دیگه مشخص بشه و یک نگاه متمدنانه و دوستانه هم به این داشته باشیم، گاهی بد نیست. لزوماً گفتگو نباید به این سمت بره که حتما الزاماً ما قراره که در یک مسیر مشخصی با هم یک اکشنی رو شروع بکنیم، یک کار داوطلبانه شروع بکنیم. گاهی همین که ذهنمون، فهممون از هم دیگه به یه تکاملی برسه کافیه. ممنونم از اینکه وقت باز در اختیار من قرار دادید. مرسی تایاز جان، ممنونم. من ببخشید آقای دکتر قاسم نژاد، من برای جمع‌بندی آخر شما رو قرار گذاشتم برای آخر، جسارت نباشه خدای نکرده. آقای دکتر بیرژند، تشریف دارید شما؟ بله، خیلی متشکرم. من دوست عزیز جواب آریا، خیلی لطف دارید، من دکتر نیستم، بخواستم خدمت دارم، من فریبرز هستم. من عذرخواهی میکنم، من آریا نیستم، من آروین هستم. آروین جا مخلصی. آروین جا خیلی ممنونم، من فریبرز رو خیلی راحت هستم، فریبرز اگه بگید من خیلی خوشحال میشم. متشکرم. ببینید، یه پیشنهاد خیلی پرکتیکال بنظر اگه من صحبتتون واقعا جمعی هست دیگه، من این فرد به فرد، چون شما که کنترلی رو فرد ندارید، من باز برمیگردم به مندیت کنگره ایرانیان، من فکر می‌کنم در شرایط فعلی مدیریت این اتاق‌ها، این گفتگوها بسیار بسیار مهم است. ما در این مدیریت اگر بکنیم، مدیریت اگر صحیح باشه، و مدیریت صحیح اینه که چارچوب صحبت مشخص باشه و لیمیتیشن ها، اونایی چیزایی که نباید گفته بشه مشخص باشه، و این رو اگر انجام بدیم، خیلی آدم ها مثل خود من میام یاد میگیرم وقتی بدونم. من تو این کلاب هاوس ها گوش میکنم بیشتر، ببینید هنوز خیلی الیت محور هستیم ما، یعنی یک کسی میاد فکر میکنه خب به هر حال منم میدونه، ولی ما توجه خاصی به کسایی که پایین نشستن فکر میکنن نشستن و وقتشون رو گذاشتن کمتر دقت میکنیم. و این دوتا مطلب رو من خواستم، مدیریت بهتر برای اتاق با مشخص کردن موضوع و نذارید افراد سابوتاج بکنن یا برگردونن. اینو اگر نگاه دارید تو اون بحثی که صحبتی که شده، و زیادم به مسائل عمیق نشیم، یعنی فقط تبادل اندیشه باشه و اون اثبات رو اگر بیارید بیرون، و این مدار توجه بیشتری به شنوندگانی که پایین نشستن، من فکر میکنم میتونه مفید باشه. متشکرم. ممنونم از شما خانم دکتر تارانی. آقای غفور شما نیومد صداتون، شما و آقای طوفانی هر کدوم اگر مایک دارید بفرمایید. من نمیدونم خوبه صدام الان خوبه سعید جان؟ بله، یه جا توقف کردم. عرض میکردم که یه منطقی هست به نظر من اسمشو میذارم گفتگوی بابلی. گفتگوی بابلی یعنی این که شما در بابل خودت در یک امنیت خاطری شروع میکنی به گفتگو. حالا هر بابلی هم شرایط خودشو داره. مثلا
کسانی که بیس تحصیلاتیشون شبیه هست اساسا میزان جنگ و ستیزشون یا به عبارتی محل جنگ و ستیزشون یه محل شاید میشه گفت مثلا علمیه، ولی در ابتدایی تای موضوعات با هم دعوا ندارن، یا مثلا در طبقات اجتماعی یا از منظر فرهنگ شما مثلا یه جایی میبینی که یه نفر نوع چیدمان کلماتش، کلماتی که انتخاب میکنه اصلا خانواده کلماتش با دیگری فرق. شما در منطقه بابلی خیلی راحت گفتگو میکنید، حالا کافیه که بیاین در عمل مثلا سیاسی که جور دیگه ای تعریف شده، جریان حاکم اصلا ممکنه جنسش با شمای منتقد فرق کنه، وقتی میگه گفتگو را بندازی با پدیده های طرف هستی که اصلا نمیدونی باید چیکار بکنی، که من به یه فرمولی رسیدم، مثلا طرف میگه که باید بگی آقای خامنه ای، اون یکی نمیخواد بگه، میگه مگه چه فرقی داره با دیگران، من دوست دارم بگم خامنه ای. یا این یکی میگه که من اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسم، باید بگی رژیم صهیونیستی. یا این یکی میگه که نگو اختشاش، بگو اعتراض، وگرنه استیج رو ترک میکنم. ببینید وقتی شما گفتگوی رو بین این طبایع متضاد را بندازی خیلی فرق میکنه با وقتی که مثلا ما معترضینی هستیم به جمهوری اسلامی، یکی به اصلاحش معتقده، یکی به رفتنش. خب اونجا کار ساده است، صحبت راحته، ما معترضیم به جمهوری اسلامی، گفتگوی درون خانوادگی درون بابلی داریم. میخوام بهتون بگم یه خورده کسی که میخواد اینجا همین استیج ما که داریم با هم گفتگو میکنیم، نگاه آدمی که مثل آکواریوم داره به حرکت ماهی ها نگاه میکنه که چقدر آرامش بخشه، یا اونی که هر روز این آکواریوم رو باید تمیز کنه، غذا تهیه کنه، هوای این ماهی رو داشته باشه که مریضه، هوای اون ماهی رو داشته باشه که دیگران رو نک میزنه، همین الان روی این استیج ما اشکالی که وارده اینه که خیلی از دوستان گفتگو رو روی فضای کاغذ دارن ترسیم میکنن، در میدان عمل واقعا این شکلی نیست. و شما حالا فرمولی که من پیدا کردم، شما مجبوری به لابی حتی رو بیاری، یعنی بیای در بک چنل همزمان یا پیش از جلسه، پیش از شروع گفتگو یه لابی رو داشته باشی، ریشی گرو بذاری، خواهشی بکنی که مثلا او کلمه اسرائیل رو قبول کنه، این یکی پلو اسم آقای خامنه، پلو اسم خامنه ای آقا بذاره، تا شاید این دو نفر بشنن رو هم گفتگو کنن. خلاصه خواستم بگم نگاه واقع بینانه تو این قصه با نگاه آکواریومی خیلی متفاوت. عرضم دارم. ممنونم سعید جان. ببین حالا نمیدونم، این یه مقداری فکر میکنم برمیگره به پروتکل گفتگو، حالا اینکه شما بخوای بگی رژیم صهیونیستی یا بگی رژیم اشغالگر یا اصلا بگی رژیم آپارتاید، هر چی که بخوای بگی، تمام اینها خب معنی یه نوع حکومت رو میده. و اینکه فکر میکنم حالا یعنی میدونی توی اون پروتکل گفتگو کننده ها قرار میگیره، اون فضاییه که فکر میکنم علی امیری عزیزم بهش اشاره که بتایاست. خانم دکتر تارانی تشریف دارید شما؟ در خدمت هستم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. دوستان دیگه فکر میکنم تایاز عزیز قبل از من بودن. تایاز صحبت کردن. صحبت بله. کردن؟ من پس متوجه نشدم، ببخشید. ببینید خب شاید برای اینکه یه مقدار پرکتیکال ترم به سر با مسئله برخورد بکنیم، چون این صحبت آقای طوفانی درسته، یعنی یه موقعی ما یه چیزایی رو توی کتاب میخونیم اینا، بعد توی عمل
خب خیلی محدودیت ها وجود داره، نمیشه اون ایدئال رو پیاده کرد. ولی به هر حال واقعا اینه که ما از زمانی که حالا منم به کنگره ایرانیان کانادا پیوستم با میبینم واقعا که همه اعضای هیئت مدیره واقعا دلشون میخواد به هر حال یه کار مثبتی انجام بدن و به دنبال انگیزه و هدفهای مشترک میگردن و اینها. ما دو تا کار مثلا تا حالا به ذهنمون رسیده، واقعا من فکر میکنم شاید خوب باشه یه کمی هم حالا تا اینجا هستیم یه کمی هم به این فکر بکنیم که اگر حالا شما ایده دیگه ای هم دارید به ما بدید. یکی از کارهایی که به ذهنمون رسیده اینه که مثلا چون به هر حال واقعی مهسا امینی همه ای ماها رو به هر حال به یه شکلی متأثر کرد و اصلا به جز مسئله سیاسیش به عنوان یه مسئله انسانی، اینکه یه دختر جوان تو کشورمون به اون شکل جونش رو از دست داد همه ای ما رو به یه شکلی سوگوار کرد. و اصلا میگم حالا با هر ایده سیاسی که داشته باشیم این مسئله ما رو ناراحت کرد و وقتی که اون سوگواری وجود داره، ما اون درکی که داریم از سوگواری اینه که آدم ها تو سوگواری احتیاج به هم دیگه دارن، ولی متاسفانه به خاطر مسائل سیاسی هم یه فضایی به وجود اومد که حتی توی این لحظه هم نتونستیم با هم به اون شکل سوگواری بکنیم. یه دفعه یه فضای خیلی چیزی ایجاد شد که یعنی واگرایی بیشتر شد تا همگرایی. بر همین مثلا ما فکر کردیم که به جای اینکه حالا خیلی اینو مسئله مهسا رو حالا خیلی سیاسی بررسی بکنیم، اصلا یه مقدار از اون زاویه بهش بپردازیم و یه دعوتی عزیزانی از کنگره کردن، اون به اصطلاح یکی از کمیته های کنگره ایرانی کانادا، در مورد اینکه بخوان از افراد متفاوت اگر شعری مثلا نوشتن، نقاشی کردن، یه کار هنری در رابطه با مهسا در بزرگداشتش مثلا به یه شکلی به یه شکل نمایشگاه یه جایی که جمع بشیم و اون کارها ارائه بشه. این احساس، تبلور احساس توی هنر در رابطه با مسئله مهسا رو مثلا بیشتر چیز کنیم که این یه مقدارمون فضا رو به ما خواهد داد که اون احساس جمعی رو داشته باشیم. یا مثلا به فرض این که میبینیم همه ما به عنوان مهاجرین تو اینجا با مسائل متفاوتی روبرو میشیم که خب یه مقدارش برمیگرده به همون استرابای مهاجرت و مثلا اسیمیلیشن توی یه جامعه جدیدتر و فلان و اینها، و خیلی مثلا امکان این که اینجا حالا مراجعه بکنن به کسانی که میتونن کمک بکنن بهشون برای از ذره حالا چه میدونم حالا مشاوره بهشون بدن اینا، مشاوره روانشناسانه من میگم، شاید یه مقدار محدوده یه مقدار گرونه، حالا به هر چی که هست ما توی این کمیته منتال هلت کنگره ایرانیان کانادا هم اومدیم یه جلسات هر دو یک شنبه یه بار الان در اینستاگرام لایو میذاریم و دعوت میکنیم از روانشناس های مختلف که بیان برامون صحبت بکنن. مثلا این هفته خانم دکتر گرامی میان و در رابطه با اینکه چجوری کمک بکنیم به نوجوانامون صحبت خواهند کرد. هفته پیش یه عزیز دیگه ای صحبت کردن در رابطه با مشکلات زوجین و در رابطه با مسائلی که به هر حال مسائل عمومی هستش. امیدمون هستش به این که به هر حال اگه بتونیم این کارا رو خوب پیش ببریم یه مقدار حداقل اون چیز مشترک، اون همحسی مشترک ایجاد میشه و واقعا این مسئله خیلی مهمی هستش که شاید اگر ما اون زمینه ها رو بچینیم دیگه مثلا فرق کنه، یه مقدار فرق بکنه از این فضاهایی که فضاهای جنجالی که مثلا ما توی کلاب هاوس داریم. من خودم یه مدتی یک کلابی داشتیم که مثلا بیشتر ادمین بودم و مثلا نقش داشتم توی اداره گروه ها و میدیدم که چقدر مشکل هستش و واقعا باید به هر حال اونا رو توجه داشته باشیم، ولی در این حال با چون عمل دشواری داره به این مفهوم نیستش که ما تئوری رو حالا مطالعه نکنیم یا در موردش چیز نکنیم، حداقل آگاهی رسانی در موردش نکنیم. و من برای همین برمیگردم، حالا خیلی هم خلاصه هم که شده برمیگردم میگم که یعنی اون چیزی که تو روانشناسی به ما گفتن اینه که اسرار به اصطلاح secrets of effective communication اینه که تو اولین مرحله اینه که حالا باز آقای بیژنیان دوباره به این اشاره کردن، به اینکه مثلا ما فکر میکنیم اون برداشت ما حتما درست هستش و
بیشتر میخوایم خودمون رو ثابت بکنیم. اصل اول توی اون توی گفتگوی مؤثر میگن اینه که شما دیس آرم بکنید یا خلع سلاح کردن، به این مفهوم که اول اون اسلحه یه کاری بکنید که یه جور بشه که اسلحه هاتون رو بندازید. برای اینکه اسلحه ها رو بندازیم اینه که شما تلاش بکنید به عنوان یک شنونده، اگه اون حرفی رو که اون آدم دیگه داره میزنه 99%ش هم غلطه، اون 1%ی رو که اون ممکنه یه پوینتی داشته باشه اونو بهش توجه بکنید و اونو اکنالج کنید. یعنی تو بیشتر صحبتایی که ما میکنیم واقعیتش اینه که ممکنه حتی 99% واقعا حق با ما باشه، ولی 1% ممکنه یه پوینتی باشه، اونو مثلا باید در نظر بگیریم. نمیدونم، بعد از این دیس آرمینگ باید حتما امپاتی نشون بدیم. یکی از عزیزان فکر کنم تایاز عزیز بوده در مورد این امپاتی صحبت کرد، یا من فکر میکنم ترجمهش همحسیه، همحسی نشون بدیم که آره واقعا مثلا به فرض این چیز رو، این حتی این 1% هم اگه میگم باشه، ببینیم اگه ما اونو میدیدیم و اون چیز اصلی ما بود چه احساسی میکردیم. یعنی این واقعا تلاش برای اینکه درک بکنیم وقتی آدمی با اون دید به مسئله نگاه میکنه چه احساسی ممکنه داشته باشه. دیگه اینکه اینکوایری بکنیم، یعنی نه تنها اینکه مثلا نشون بدیم که گوش کردیم، به قول معروف اون یه دونه یا یه مقداری رو که اون طرف تو حرفش حقیقت وجود داره اونو که مثلا چیز کردیم، اکنالج کردیم، پذیرفتیم، بعدن بیایم و هم حسی کردیم، حتی یه ذره بیشتر در موردش سوال کنیم. یعنی واقعا این خیلی مهمه که نشون بدیم علاقمند هستیم، حتی بیشتر بدونیم. دیگه اینکه بعدن تازه بعد از اینکه این سه تا میگن مثلا قسمت شنواییشه، شنودشه به اصطلاح، بعدش قسمت گفتگوشه که میگن از آی فیل استیتمنت شروع بکنید. یعنی که بگید که خب به نظر من اینجوریه، من این احساسو میکنم، که نه اینکه تو اینجوری گفتی. یعنی بیشتر از خودمون شروع بکنیم و بگیم این نقطه نظر من ممکن درست باشه، ممکن درست نباشه، ولی به هر حال من اینجوری احساس میکنم. و بعدش این که بعد از اینکه صحبتمون رو کردیم باز یادمون بیفته که آدما میگم نیاز دارن به اینکه حرفا رو پروسس بکنن، و تا این زمان سپری بشه حتما به طرف یک کامپلیمنتی بدیم که تو اینجا میگن بهش مثلا این کاگنیتیو تراپی استروکینگ، ولی همون چیزی که بازم میگم صحبت شد که قابلیت های طرف مخالفمون رو سعی کنیم بیشتر ببینیم و بهش بگیم که مثلا یه نفر داره صحبت میکنه، بین صداش یه دفعه بگیم که تو چقدر لهجه قشنگی داری مثلا، یا تو چه تیشرت قشنگی پوشیدی، نمیدونم مثلا به فرد چه میدونم یه چیزی در رابطه با اون فرد که اون احساس خوب کمک میتونه بکنه به اینکه فرد اون صحبتی رو که ما باش میکنیم و بهتر پروسس بکنه. خیلی تند و تند گفتم، ولی به هر حال میخوام بگم اینا میتونه یه مقدار به ما کمک بکنه. و اون بحثی هم که باز دوباره کردم و یه بار دیگه هم تاکید میکنم که موقعی که میخوایم با گروه دیگه صحبت بکنیم، حالا توی ظرفیت های متفاوت، اون این که ما باید هممون یه ذره توجه داشته باشیم این regulate relate reason، که میخوایم اگه با کسی آخر سر یه چیزی به یه ریزنینگی برسیم، به یه بسلا بحث منطقی برسیم، یه ذره شرایط اون طرف رو در نظر بگیم. راستش فکر میکنم ضروریه که من بگم مثلا تو همین استیج خودمون یه خانمی که با بچهش مثلا مثل که یه مقدار به هر حال بچهش توجهش رو میخواست و اینا، این خانم یه ذره حالا شاید دوست داشت که تو این بحث شرکت کنه، ولی بچه مثلا اون نیاز خودش رو داشت، این خانم یه ذره مثلا حالا شاید یه کمی مثلا چیز برخورد کرد دیگه، مثل هر آدمی که یه ذره مثلا توی یه چی میگن تعارضی قرار میگیره، و یه عده مثلا توی متاسفانه توی کامنت مثلا شروع کردن به لقب دادن به این خانم و اینها، و من واقعا متاسف شدم و امید به این که مثلا توی گفتگوهایی که میکنیم هم توجه داشته باشیم. یه موقع یه آدمی مثلا یه چه میدونم ادمینی هستش که 4 ساعت جلسه رو اداره کرده الان خسته است، یا یه نفر پایین میبینیم 3 ساعت داره گوش میکنه الان اومده بالا، ممکنه یه ذره بیتاب باشه برای اینکه نظرش رو بگه. این خیلی مهمه ریلیت کردن، اینکه هی اون
رابطمون رو با هم دیگه، که بالاخره ما همدیگه رو دوست داریم، این که مثلا اون ریلیت کردن، اون یعنی به همدیگه اون تعلقمون رو یادآور بشیم و به اون دوباره بپردازیم و بعدن تازه اون بحث و جدل منطقی است برای به اصطلاح اینکه یک توی بحثی به نتیجه‌ای برسیم پیش خواهد اومد. ببخشید دوباره طولانی شد، ولی به هر حال خیلی خیلی ممنونم از به خصوص آروین عزیز که این جلسه رو چیز کردن، مثلا گردوندن، از عزیزانی که پایین با صبوری به ما گوش کردن و واقعا شرمنده از این که نشد. من خیلی کسایی رو که نگاه میکنم خیلی ها رو دلم میخواست که باشن بالا نظراتشون رو بشنوم، ولی متاسفانه به هر حال یه محدودیتی برای این زمان برای این جلسه در نظر گرفته شده، محدودیت زمانی که فکر کنم خیلی مثلا شاید همین طولانی صحبت کردن آدمایی مثل من بیشتر چیز کردش، به هر حال اونو یه مقدار بیشتر مشکل کرد آوردن افراد بیشتری رو بالا. از این بابت عذرخواهی میکنم، مرسی و میبندم. ممنونم خانم دکتر تارانی عزیز، خیلی ممنون. آقای قفورمن، چون شما از ابتدای اتاق تشریف داشتین ولی میکروفون نداشتین، مخلصیم، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. سلام عرض شد. من سلام دارم خدمت اساتید گرامی، چه اساتید که پایین هستن چه بزرگوارانی که روی استیج هستن. ممنونم خانم دکتر. و من یه نکته حالا خیلی خلاصه عرض کنم. ببینید، ما اگر سطح گفتگو رو بتونیم بیاریم از روی این که یعنی این هدفی که از گفتگو در پیش دارن دو طرف، از این که تغییر باشه، تغییر جهان باشه، یعنی ما در قالب یک گفتگو اونم در فضای مجازی عملا نمیتونیم تغییر اونچنانی رو انجام بدیم و کنش اونچنانی رو دو حالا محیط پیرامونمون انجام بدیم قاعدتا، و مخصوصا حالا اگر فضای دو قطبی حاکم باشه، فضای به هر حال احساسی حاکم باشه و به هر حال این اصلا امکان پذیر نیستش. ما اینجا باید سطح گفتگو رو بیاریم به روی تحلیل به نظر من، خب، و این یه لازمه ای نیاز داره، و اون اینه که یک موضوع مشخصی تعیین بشه، مثل همین گفته، همین کار خوبی که در همین روم انجام شده، یعنی یک موضوع مشخصی وقتی که روی میز باشه دیگه فرقی نداره که جناح سیاسی، ایدئولوژی سیاسی، چه میدونم عقاید فکر دینی، چه میدونم هر تعلق فکری که اشخاص دارند، زیاد تأثیری اونچنان نمیگذاره روی به هر حال استدلالشون، چون باید راجع به یک موضوع مشخصی تحلیل خودشون رو ارائه بدن و راجع به اون استدلال مشخصی داشته باشن. و اصلا اگر هم طرف مقابلی مثلا یکی از اعضا بخواد از طریق گفته مثلا لیبلی که روی یک شخصی هستش اون رو بیاره وسط گفتگو و از اون استدلال بکنه، خب این یک مغالطه معمولا محسوب میشه دیگه، خب حالا معمولا نه همیشه. پس در کل نظر من اینه که من میگم اول هدف گفتگو رو در نظر داشته باشیم که در نهایت میتونه به دست آوردن یه تحلیلی باشه از یک موضوع مشخص، و اینجوری میتونیم به یه همگرایی نظری برسیم. و دو اینکه از طریق این دیگه کمتر به وابستگی های به هر حال نظری اشخاص رجوع میشه که در اون قالب تنش رو میبره بالا و مثلا چه میدونم طرف مخالف نظام مستقر مثلا اون شخص رو مساوی با خود نظام مستقر میگیره اگر موافق باشه مثلا، یا گرایش مثلا متعادل تری داشته باشه، اون سمت هم اون رو مثلا دشمن میگیره و اصلا اینجا جدل خیلی مخربی وجود میاد دیگه اگر این حالت در نظر گرفته نشه. پس من میگم در کل نظرم اینه که این دو نکته رو در نظر داشت. ببخشیدم اگر طولانی شدش. بسیار ممنون هم از صبر و شکیبایی شما، چون دیدم از ابتدای روم تشریف داشتین ولی خب ظاهرن ایران تشریف دارین و مشکل فیلتر شکن. ممنون از لطفت آقای غفور عزیز.
جناب آقای دکتر قاسم نژاد، شما برای جمع‌بندی اتاق و من خیلی عذرخواهی میکنم قبل از صحبت های دکتر قاسم نژاد، یه عذرخواهی میکنم از دوستانی که هند ریز کردن و نتونستیم که دیگه در خدمتشون باشیم، چون قریب به 4 ساعت از اتاق میگذره و ایشالله در هفته بعد، نه هفته بعدش، یعنی یک هفته در میون در هاوس کنگره ایرانیان میتونیم مباحث متفاوتی رو با هم دیگه پیش ببریم. بفرمایید جناب آقای دکتر قاسمی نژاد. بله سلام، منم همین رو می‌خواستم بگم که متاسفانه این چند دقیقه آخر یکی دو نفر دست بلند کردن، ولی ما می‌خوایم ساعت نیمه شب به وقت شرق کانادا دیگه جلسه رو تموم کنیم و الان در واقع فرصت نشد، ولی ما دوست داریم که دوستان نظراتشون رو یادداشت کنن. منم نظراتم رو همیشه از روی یادداشت می‌خونم. الان هم که شروع کردم به صحبت کردن یه تایمر روی کامپیوتر هم هست، اینو استارت کردم که زیاد حرف نزنم که همه بتونن به خوابشون در کسایی که اونور کانادا هستن برسن. من در جمع‌بندی چیزایی که یادداشت کردم و همونطور که تایاز هم این سنت خوب گذاشت که چیزایی که یاد گرفتم و جمع‌بندی های خودم رو بگم براتون، این هستش که ببینین، من اگر که بخوام به سوال این جلسه پاسخ بدم که راه های گفت و شنید مؤثر چی هستش، باید بگم خب به کی من میخوام این راه های گفت و شنید رو بگم. در تایید آقای طوفانی، آقای دکتر سعید طوفانی، بگم که این کار فردی مثل ایشون خیلی سخته، به خاطر که ایشون میخواد واقعا بره دو تا مثلا سیاست مدار رو ایشون میاره یا دو نفر پارتیزان رو و میخواد بین این دو نفر گفتگو ایجاد کنه. و خب همطور که مثال زدن، طرف میگه آقا من اگر که به فلان نگم مثلا فلانی بدبخت نمیشه، میگم میگه تا نگم حضرت والا نمیشه، تا نگم شاهزاده نمیشه. و کار ایشون واقعا سخته، یعنی اگر طرفی که ما میخوایم بهش راجع به راه های گفت و شنید مؤثر صحبت بکنیم یه کسی هستش که دوگم هست یا پارتیزان هست یا خود فرد سیاستمدار است، مثلا فرض کن کسی که سیاستمدار میاره باش مصاحبه بکنه، خب این سیاستمدار خودش که نیستش که یه بگه من فلان اشتباه کردم یا فلان دولت فلان اشتباه کرد، یه جناب سیاسی رو بعدن شب از دستش ناراحت میشن و این حرفا نباید انتظار داشت. یا مثلا مناظرهایی که من دیدم تلویزیون ایران برگزار میشه، مثلا یه اقتصاددانی که مشاور 4 تا دولت بوده و یه نفری که یه پوزیشن سیاسی مشخص داره میشنن رو برهم، این اگه بیاد بگه آخ من اشتباه کردم، خب این کانسیکوئنسایی داره که ممکنه جلوی ایگوی طرفو بگیره. این حرفا که بیاد بگه من اشتباه کردم یا بگه من فلان چیزو یاد گرفتم، سخته واسه شون. و کلن در لولی که آیه سعید جمله خوبی گفت، الان لغتش یادم نیست، ولی میگفتن که کسی که مثلا دست در عمل داره کارش سخته، واقعا کسی که بخواد سیاست مدارا رو پای میز بشونه کار سخته. ولی من به همین افراد سیاسی برای گفتگوی پیش، برای گفتگوی مؤثر این پیشنهاد دارم. ببینیم مثلا این مناظرهایی که در ایران برگزار میشه و افرادی که واقعا پارتیزان و دارای ایدئولوژی از پیش تعریف شده، میخوام بشینم اونجا ازش تعریف بکنم. من هنوز پیشنهاد میکنم که این افراد راجع به خود موضوع صحبت کنن و استدلال که میخوام بکنن بر مبنای واقعیت باشه و برای واقعیت هاشون مستندات ارائه بکنن، حتی اگر که طرف مثلا معتقده که 100% اون چیزی که فکر می‌کنه درسته و اصلا برای یادگیری نیومده. میگم این لول 1 فردی که اصلا سیاسی و پارتیزان و دگمه، هنوز من بهش توصیه میکنم آقا شما به جای اینکه بگی اون طرف مقابل من شیاد فلان بیساره، بگو آقا من جهان رو اینجوری میبینم، این شواهدمه، شواهدش هم بذار تو چت و من خودم این کارو میکنم، یعنی هر جا که میرم خودم متعبد برای میدونم که اینو بذارم، در نتیجه به اون فردم میتونم توصیه بکنم این کارو بکن. و اون فرد اگر پارتیزان سیاسی هم هست، اصلا ساینتیست هم نیست، واسهش خوبتره، به خاطر اینکه در دنیای زندگی نمی کنیم که چون شما اومدی به اون یکی گفتی شیاد یا اگه بهش گفتی والا یا گفتی فلان اعلا این حرفا، مردم اینطور نیستش که چون شما این لقبای بد یا خوب به طرف میدرفه تو قبول بکنن. گذشته در واقع، یا حالا بگیم درصد زیادی از مردم حرفتو قبول نمیکنن. از اون قوی تر و بهتر این هستش که برای واقعیت خارجی شواهد، مستدلات،
آمارهاشو ارائه بکنی. برای اهدافت سعی بکنی که دلایل بهتر بودن اهدافت و نتایجی که از اون حاصل میشه رو بپردازی، به جای اینکه راجع به شخص مقابل شروع کنی صحبت کردن. یعنی این افراد هم حالا هرچند که اینا به هدف یادگیری نمیان، میشه بهشون این توصیه رو کرد که اگر میخوان وارد گفتگوی مؤثر بشن، یا حتی همین اونا ازشون فقط گفته دیگه، برای گفت مؤثر هم اگر شده شما دلایل تو و واقعیت رو بگی، از اینکه سعی کنی. آخه راه دومش هم بهتون میگم، درس میدن تو دانشگاه، تو همین ونکوور هم درس میدن، درس رتوریک هست که آقا شما چجوری، از زمان ارسطو هم بوده که آقا شما چجوری حرف بزنی که طرف مقابلت احساساتش رو تحریک کنی، احساساتش رو تحت کنترل قرار بدی، اخفالش کنی، نمیدونم ابتدای سخنت پر هیجان باشه، انتهایش فلان باشه، اینا هست. و اون کسی که برای سیاست مداری وارد میشه احتمالا این کارا رو هم میکنه، ولی باز بهتر از اون این هستش که مستدلاتش و راجع واقعیت خارجی مستنداتش و اینا رو هم بگه. و خب بله، 100% همچین کاری که طوفانی انجام میدن سخته و من حرفشون رو تایید میکنم. برای آدمای عادی خب مسئله فرق میکنه. برای گفتگوی مؤثر بین آدمای عادی باید قبل از اینکه با هم دیگه گفتگوی مؤثر بکنن، اول لغت های مشترک رو وقت بذارن. وقت میگیره، گفت و شنید واقعی وقت میبره، حتی دو نفر باشن باید اول ببینن مثلا خواسته هاشون چیه، مشترکشون، اصلا کلماتی که بخواد میارن معنای مشترک واسه ایجاد کنن، یا تا حدی مشترک. حتی حالت ایمپرشنیست کافیه که مثلا وقتی طرف میگه عدالت، بگه آقا تو عدالت که میگی چی میبینی، اون که بگه چی میبینی. حالا نمیخواد تعریف رالزی عدالت رو سرش توافق بکنن، ولی حداقل این یک مفهوم مشترکی رو دیولپ بکنن، بس سعی بکنن طرف مقابل رو بفهمن که واقعا چی داره میگه. اینا هیچ کدومش هنوز بحث کانورجنس و همگرایی نیستا، فقط فهم مقابل. ولی از دید من این که دو نفر که دارن با هم حرف میزنن یا ده نفر که با هم میزنن بفهمن طرف مقابل، این خودش از نظر من یه نوع واگرایی یا که در همگراییه. حتی اگه در عمل به عمل مشترک نرسن، ولی اینا دیدگاهشون راجع به فرد مقابل همگراس شده. یعنی حتی میشه تست کرد که آقا تو به من بگو که من این توصیه میشه ها، حتی از نظر استاندارد ها، که آقا در پایان صحبت از طرف مقابل بپرسید آقا فهمیدین من چی گفتم، این حرف منو ریفریز بکن، که مطمئن شیم که این دو طرف راجع به اینکه اون طرف مقابل چی داره میگه واقعا دارن گوش میدن و میفهمن. و از این جور توصیه ها خیلی زیاد میشه کرد، و اینا رو اگر که هر کسی که عاقل باشه سعی میکنه که برای خودشون باشه. برای جمع، من چون دارم از دقیقه 7 خودم هم میگذرم، برای 5 دقیقه بزنم از خودم گذشته بودم، برای جمع اگر هدفشون مشترک باشه، توصیه این، یعنی برداشت من این هستش که بهترین ها برای اینکه در واقع گفتگوشون مؤثر باشه این هستش که باید نگران گروپ تینگ باشن، نگران اسپایرال اف سایلنس باشن، افرادی که با هم هم فکرن در خطرن. یعنی من الان میبینم تو کلاپاس و من میرم میرم تو گروه هایی که همشون مثلا اصلاح طلبن، همشون جمعونم سلطنت طلبن، همشون مال این آقایی که فوش میدن، اینا خطری که تهدیدشون میکنه گروپ تینکه، اسپایرال آف سایلنسه. تو یه نفر راجع به یه چیز دیگه این میگه، اینا نابودش میکنه. این باعث میشه که خطری که تهدیدشون میکنه که واقعیت دنیا رو اونطوری که هست اگه نفهمن خودشون رو بیچاره کردن. یعنی جمع با هدف مشترک و فکر مشترک خطر داره تهدیدش میکنه. اگر عاقل باشه وقتی یه نفر آدم مخالف میاد اونجا یه حرف میزنه، به جای اینکه سرکوب و منکوب و شیاد و فلانش بکنن، باید اجازه بدن اون حرف بزنه. بلکه این خطر سیکل سکوت و گروپ تینک، یعنی هم فکری احمقانه، از بینشون از بین بره و شک بکنن در اون جایی که فکرشون در امکان شکه. حالت چهارم هم هستش که در جمع‌های با هدف متفاوت، جمع‌های با هدف متفاوت خطرشون هست که نپذیرن نظر مخالف و سرکوبش بکنن، بترسونن اون طرف و مانع از این بشن که اون قسمت‌های مشترکی که فرض کن شما ممکنه هدفتون راجع به یه چیزی مختلف باشه ولی واقعیت خارجی همه یه چیزه، برداشت ما از واقعیت خارجی میتونه متفاوت باشه، ولی مثلا نرخ تورم یا عددیست بالاخره، بستگی به اون بسکت داره، بستگی به فلان به اون پارامترها داره، نحوه محاسبش داره، درست. ولی اینکه چقدر قیمت ها گرون شده یه واقعیت خارجیه. این افراد حتی اگر هدفشون مشترکه به نفعشون هست که اجازه بدن که
برداشت‌های مختلف راجع به واقعیت خارجی بیان بشه، استدلال‌های مختلف بیان بشه، حتی اگر در نهایت میخوان هدف‌های مختلف خودشون رو دنبال کنن از این منفعت میبرن که واقعیت خارجی رو از جهت‌های مختلف ببینن. 9 دقیقه شد، بازم 4 دقیقه معذرت میخوام. ممنونم از شما جناب آقای دکتر قاسمی نژاد. بسیار ممنون آقای طوفانی، سفر شما هم بی خطر. بسیار ممنون از همه دوستانی که در خدمتشون بودیم، قریب به بیش از 4 ساعت تونستیم بشنویمشون و عذرخواهم از بابت دوستانی که به دلیل شاید ضیق وقت نشد در خدمتشون باشیم. اکانت هاوس کنگره ایرانیان کانادا رو لطفاً که در بالا هستش فالو داشته باشید که بتونیم برنامه های کنگره ایرانیان کانادا که یک هفته در میون سه‌شنبه ساعت 8 شب به وقت شرق کانادا هستش دوستان بهره‌مند بشن. همچنین تذکری رو من اینجا باید بدم به اکانت بات پخش زنده که لطفاً اگر در یوتیوب خواست این اتاق رو به اشتراک بذاره، لطفاً با تایتل مشخصی که دوستان قرار دادن انجام بده و تغییر تایتل نده. بسیار ممنون از همه دوستانی که آرمین جان من میخوام به سهم خودم از شما تشکر کنم، وقت زیادی که گذاشتی و با حوصله اتاق اداره کردی و به همه فرصت مناسب دادی. خیلی ازت تشکر، از این بیرجندیان که از اول اتاق همراه ما بودن، راحل خانم همینطور و سایر دوستانی که صحبت کردن و الان تشریف بردن و تمام دوستانی که بسیارشون از فرهیختگانی هستن که من همشون رو میشناسم، در اتاق دیگه هم صحبتشون بودم و حالا ما فرصت نکردیم نظراتشون رو گوش کنیم، ولی در کنار ما بودن و امیدوارم که در جلسه بعدی ما دوست داریم این موضوع جلسه قبلیمون راجع به علل واگرایی بود، این دفعه راه‌های همگرایی بود، در جلسه بعدم سعی می‌کنیم از این اسپسیفیک‌تر و دقیق‌تر باشه، بیان و دوستان نظراتشون رو به ما بگن. از همه تشکر و قدردانی می‌کنم.